ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، نازنینان و عزیزانی که در این لایو حضور دارند. این لایو به طور همزمان هم در کانال تلگرام من و هم در اینستاگرام در حال منتشر شدن هستش. امروز آخرین روز جولای در سال 2021 هست که مصادف هست با آخرین لایو بنده در فضای اجتماعی و برای اولین بار مصادف هست با یک اولینی، اون هم که اولین بار در تمام لایف هم عنوان میکنم که مانی مجد هستم، سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت. امروز خدمت شما عزیزان رسیدم تا در مورد چند از موارد صحبت بکنم. سوالاتی که برای بسیاری از عزیزان وجود داشت میخواستن بدونن. برخی از این سوالات تو حوزه در حقیقت سوالاتی هستش که درباره وظایف یک سخنگو میگنجه و اینکه چه وظایفی یک سخنگو باید انجام بده، چه کارا رو میتونه انجام بده، چه کارا رو نمیتونه انجام بده. نحوه اتفاقاتی که افتاده هم برای این عزیزان چه سوال داشته که امروز تک تک اینها پاسخ میدیم و من این لایو رو در حقیقت پابلیک کردم سفر رو برای همه عزیزانی که میخوان حضور داشته باشن، چه مخالف و چه موافق، سوالات این بزرگواران رو جواب بدم در حد امکانم، در اونجایی که میدونم و اجازهش رو دارم و اینکه بتونم که امیدوارم مفید و مثمر ثمر باشه. ببینید چند تا مورد قبل از اینکه بچهای عزیز رو خواهش بکنم که تشریف بیارن بالا هست که حتما میخوام اینو صحبت بکنم در موردشون. اون هم هستش که توجه داشته باشین سمت رسمی این جانب به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ریستارت هست. اما اول از همه وظایف سخنگو رو فکر میکنم لازم باشه که تعریف بکنم برای دوستان تا بدونن که یک سخنگو در حقیقت چه وظایفی داره و اینکه آیا یه سری از سوالاتی که دوستان دارن در حوزه وظایف سخنگو میگنجه یا نه. ببینید سخنگو با مدیر روابط عمومی خیلی فرق داره که یا مشاور مطبوعاتی و همه اینها تفاوت دارن با هم دیگه. مدیر روابط عمومی کسی هستش که ارتباطات دو طرفه داره و میتونه که لینک های ارتباطی رو بین گروه های مختلف و خبرنگاران و مجموعه های دیگه جابجا بکنه، اما سخنگو در حقیقت انعکاس دهنده نظرات اون مجموعه هست که در حال خدمت هست بهشون. پس این ارتباط یک سویه هستش و معمولا در مقابل خبرنگاران و گروه ها و جریانات دیگه قرار میگیره و نوعاً بازتاب دهنده نظرات اون مجموعه هستش به خارج از حوزه اون مجموعه. سخنگو کسی هستش که اطلاعات کامل از رویدادهای در حقیقت مرتبط به دستگاه خودش داره و باید بشناسه مجموعه رو. نکته دیگه که هستش اینه که سخنگو اگرچه مختار هست در صحبت کردن اما آتش به اختیار نیست. این نکته بسیار مهمی هستش که همینجا خواستم خدمت دوستان عرض بکنم. پس بنابراین وارد این نکته میشم که بنده به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ریستارت هستم، نه سخنگوی ریستارت، نه سخنگوی ریستارتی ها، نه مدیر ریستارت هستم، نه مدیر اپوزیسیون ریستارت، نه مدیر ریستارتی ها. پس به ایش عنوان نه بنده نمیتونم فراخوانی بدم، نمیتونم اظهار نظر خاصی داشته باشم در این موارد و اینکه بخوام مدیریت انجام بدم. بنده به ایش عنوان مشاور نیستم در حوزه های فکری حرفا. قطعا جایگاه من متفاوت هستش با این چیزی که عرض کردم. سخنگو تعریفش آنچنان هستش که عرض کردم که لینک یک سویه داره به خارج از این مجموعه و حق یه سری از کارها رو داره، حق یه سری از کارها رو هم نداره. این بسیار بسیار نکته مهمی هستش که سخنگو نباید همیشه در دسترس باشه یا شهوت سخن زیاد داشتن رو داشته باشه. به همین علت هستش که معمولا در هر جایی که لازم هست از سخنگو استفاده میشه و خیلی جاها هست مدیر روابط عمومی و یا در حقیقت کسان دیگری که توی این حوزه کار میکنن اون وظایف رو به عهده میگیرن. نکته آخری رو که من بود عرض بکنم این هستش که یک سخنگو باید روابط خیلی محترمانه و بر اساس احترام رو ما بین خودش و دوستان دیگر داشته باشه. اینجا لازمه که من یک نکته رو عرض بکنم به تمامی عزیزانی که در تمام طول این سالها چه گفتاری، چه کلامی، چه نوشتاری یا به هر نحوی از آنها از بنده حقیقی دلگیر شدن، به هر نوعی بنده باعث ناراحتی روحی فکری و یا هر نوع خدشه در روح و روان دوستان و بزرگواران شدن، صمیمانه عذرخواهی میکنم و امیدوارم که بنده حقی رو ببخشن و تمام تلاش مانی مجد از امروز بر این خواهد بود که بتونه که وظایف خودش رو به بهترین نحو ممکن در راستای یک سخنگو بودن انجام بده.
فکر میکنم که مواد اولیه رو گفتم. بیشتر این لایو رو امروز گذاشتم که دوستان بسیار زیادی میدونستن سوال دارن و میخواستم که این سوالاتشون جواب بگیرن. لایو رو هم پابلیک کردم که همه عزیزان بتونن تشریف بیارن. سلام عرض ادب دارم. سلام آقای مجده، خیلی خیلی خوشحال هستم. بنده با یوزر هپینس در خدمت شما هستم و هر امری باشه در خدمت اپوزیسیون هستم. هر فرمایشی داشته باشین اطاعت میکنم و دست لیدر رو میبوسم، دست شما میبوسم، دست بچه ها رو میبوسم. در خدمت حاضر هستم، هیچ گونه انتظاری از هیچ کس ندارم و دستبوس هستم و خیلی خیلی خوشحال هستم و به احترام به شما سر تعظیم میکنم و دستم رو سینم قرار میدم. خیلی خیلی خوشحال هستم، واقعا بسیار بسیار لحظه بسیار بزرگی هستش که اجازه دادید که در لایو شما باشم و این لحظه ثبت بشه. ممنون از شما. متشکرم بزرگوار، ممنون که تشریف آوردین. نه به اثر حقیقت گذاشتید، سپاس از حضور شما عزیز. در فنان حق باشید. جناب مهندس آدمی عزیز دادیدم که ریکوست دادن. درود مهندس بزرگوار، عرض ادب دارم. سلام. چند نفر حالا نمیدونم چه جوری میخوان، افرادی که توی تلگرام درخواست میدن که صحبت بکنن الان چه جوری میخوان ترتیب بذارن؟ فقط بچه‌ای که تو اینستاگرام درخواست میدن میخوان برید بالا یا اینورم میخوان به بچه‌ها فرصت بدین توی تلگرام؟ یعنی شدنیه که صدا هر دو بر بیفته؟ چون که درخواستای اومده ترای میکنیم، حالا یکی در میون در حقیقت سعی میکنیم که از بچهای اینستاگرام و تلگرام رو هم داشته باشیم، بعدش هم اگر امکانش باشه احتمالاً در توییتر در خدمت دوستان خواهم بود. بسیار عالی. دو سه تا سوال که برای خود منم دیدم امروز، یعنی این چند وقته توی کامنت ها دیدم. یکی این که اولا چرا شما انتخاب شدید؟ چون شما تو همه لایو ها میگفتی که من نماینده نیستم و فلان و اینا، ارتباط ندارم. بعد چی شد که یهو شما انتخاب شدید؟ بعدم این که رابطه شما با آقای فخرآور چی بوده و چی هست؟ اینا رو، این دو مورد رو برای ما بگید. حتما. مرسی سیاوش عزیزم، سپاس از شما بابت سوالات خیلی مشخص و واضحتون. عرضم به حضورتون که سوالی که چرا من انتخاب شدم صادقانه نمیدونم. طی ملاقاتی که من با لیدر بزرگوارمون داشتم این وظیفه به بنده حقیر محول شد و برای خودم هم اصلا شوکه شده بودم کلا، که علل قاعده من تفکرم این بودش که اگر که بخوام ایشون رو ملاقات بکنم شاید در حوزه تخصصی خودم قراره که مثلا مطالبی عنوان بشه، اما در کمالش شگفتی دیدم که اصلا بحث چیز دیگری است و گفتمان در جهت دیگری است. ببینین یه چیزی شاید بد نباشه اینجا به شوخی بگم. جناب سید محمد حسینی بارها این رو فرمودن که در حالا ریستارت برشاد با پوزیسیون ریستارت هم نوعاً اینطور بود باشه، شدنیه، همه چیز شدنیه. شما وقتی میگه آقا جان شاه شدنیه، نمیدونم رئیس جمهور شدنیه یا هر چیز دیگه‌ای، اینه که نمیدونم در این مجموعه هم مثل که یه قانونه، کلن همه چیز شدنیه، یعنی افراد باید توی یک مسیری حرکت بکنن و انتخاب میشن. یعنی من خودم شخصا یه چیزی رو متوجه شدم، شاید بعد نباشه بچه ها این رو بدونن، اینه که من متوجه شدم که چندین ساله که در حقیقت ایشون زیر نظر داره بنده رو، یعنی با دیته و با جزئیات بسیار بالایی هم نسبت به تک تک افراد و بچه ها آگاهی داره، شناخت داره، این اکانت ها رو به اسم و رسم میشناسه ایشون و خیلی خیلی، یعنی ساده بخوام بهتون بگم، خیلی خیلی آگاهانه داره نگاه میکنه به موضوع و شاید این منو به یه قضیه هم سوق میده. این رو هم همینجا میگم، حالا در پاسخ همین فرمایش شما، اینه که من خواهش میکنم از بچه های ریستارت که به اکانت های دیگه حمله نکنید. این رو، این درخواست دوستانه من به عنوان مانی مجده به شما الان، اینه که ما واقعا نمیدونیم که افراد دیگه، اکانت های دیگه که دارن فعالیت میکنن، دوستن، دشمنن، آیا با اصلا شاید به درخواست ایشون دارن، نمیدونیم، هیچ چیزی رو نمیدونیم. اینه که بهترین کار ممکن این هستش که از حمله به همدیگه بپرهیزیم و پلن‌هایی رو که ایشون مد نظرش هست تخریب نکنه. ببینید من بعد از ملاقاتی که با ایشون داشتم متوجه یک نکته بسیار اساسی شدم، اون همین هستش که یک هرم تفکری پشت داره چیده میشه، یک پلنی داره چیده میشه و قطعا برای اون پلن‌ها افرادی انتخاب خواهند شد و
این افراد در حقیقت از همین الان در حال رفتن شدن هستن. یعنی اینطور نیستش که در آخرین لحظه، نه اصل و ابد اینطور نیستش و ممکنه که نفر بعدی که در این پلن انتخاب میشه شما باشی عزیز. این نکته رو فراموش نکن. فردا روزی شما اگر که به هر کسی اتهامی بزنی، انگی بزنی، هر چیز دیگه باشه، ممکنه اون آدم انتخاب بشه و یا ممکنه خود تو انتخاب بشی و اینجاست که خودت میمونی و خودتو با یک کوله بار از شرمندگی که برای من داشت حداقل، که متوجه عرض کردم من پیشتر از اینکه بچه‌ها بیارم بالا عذرخواهی کردم، اگه به هر نحوی از آنها باعث دلرنجی از هر مجموعه در هر تفکرشون عذرخواهی میکنم. و یه چیز دیگه ای هستش، حالا در مورد فخر رو پرسیدین، شاید جالب باشه. ببینین نکته بسیار بسیار مهم اینه که اپوزیسیون های دیگه خیلی باید ساده انگارانه به موضوع نگاه بکنن. یعنی میخوام بگم که نمیخوام واژه ابلهانه استفاده بکنم، چون در جایگاه سخنگوی اپوزیسیون ریستارت یه سری اجازه ها رو ندارم استفاده از الفاظ رو، اما بسیار ساده انگارانه و بسیار کودکانه است که اگر که این اپوزیسیون ها فکر بکنن که مهره های اپوزیسیون ریستارت و بچه های ریستارت بیخ گوششون نیستن. این نکته بسیار مهمه، خیلی خیلی دارم کلید واژه میدم به دوستان که متوجه باشن. همین الان در بیخ گوش جناب آقای رضا پهلوی، سرکار خانم مریم نجف و دیگر دوستان، افرادی هستن که به طور مستقیم با لیدر محترم ریاست در ارتباطن. فکر میکنم که آن چیزی که باید میگفتم عرض کردم و پاسخ کاملا به فرمایش شما دادم. یه سری سوالات دیگه هم هست ولی من اگه اجازه بدید میرم پایین که دوستان دیگه تشریف بیارن بالا و وقت عزیزان نگیرم. خواهش میکنم. مرسی سیاوش عزیز. قربان شما. دکتر بندتا درود عرض ادب. درود درمانی گرامی، درود عزیز دلم. من انتصاب شایسته شما رو به این به عنوان سخنگوی رسمی ریستارت به خودم و همه اپوزیسیون ریستارت دقیقاً. اپوزیسیون داریم صحبت بکنیم، خارج از اپوزیسیون صحبتی نمیکنیم، و همه دوستان خودم و یه حرکت رو به جلوی بسیار مهم تبریک میگم. دوست من هستی و برات خیلی نگرانم، دعا میکنم. و یه نکته‌ای هم بگم قبل از اینکه چند تا سوال رو بپرسم از این تایم استفاده کنم. این مخاطبم همه دوستان هست. شعری از حضرت حافظ هست: تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که یار خود روش بنده پروری داند. تو صحبت‌های شما هم الان فرمودید که لیدر ریستارت در حال به قول معروف چیز هست و هر کدوم از بچه‌های ریستارت کارتون رو با دلتون انجام بدید بچه‌ها. و من تو این مدتی که با مانی بودم تایید می‌کنم که مانی دلی کار کرد و همیشه با دلش کار کرد و ممنونم ازت. از این فرصت استفاده کنم، چند تا سوال تو این مدت دوستان پرسیده بودن تو اسپیس جاهای مختلف، سوال خیلی زیاده، اما چرا سخنگو برای اپوزیسیون انتخاب شده؟ این یه سواله، حالا ایشالا سواله بعدی رو میپرسم. این سوال بسیار بسیار هوشمندانه هست. نمیدونم که این سوال رو مطرح کرده، ولی اتفاقا نکته بسیار مهم همین هست که عزیزان دقت نکرده بودن. حضور یک سخنگو، خب اپوزیسیون ریستارت، خب همه دمونش میدونیم خب سال هاست که چرا الان و چرا اصلا سخنگو الان انتخاب شده. این یک نکته هستش که بسیار از عزیزان نپرسیدن. اول از فرمایشات شما شروع بکنم جناب دکتر ونت بودویگار. خیلی خیلی از دوستان تبریک گفتن، صادقانه دوستان دیگری هم بودن که هم تبریک و هم تسلیت گفته بودن، که این رو من بیشتر میپسندم، چون تسلیت برش. بله، چون که به هر حال ببینید قدم زدن تو یک زمانی هست که شما شخصی کار میکنی، خب آقا مسئولیت اشتباهاتتون با خودتونه، اما یه زمانی شما داری توی یک کاتگوری و المانی حرکت میکنی که بار حقوقی روی شما هست و جایی برای اشتباه وجود نداره و اتهام مستقیم شما کسیه که عاشقانه دوستش داری و خیلی سخته. این موضوع بسیار بسیار سخته. من این جایگاه رو واقعا برای کسی طلب نمی‌کنم، صادقانه عرض می‌کنم. من برای دعا می‌کنم، من درک می‌کنم این شرایط سنگین رو برای تو و امیدوارم که سپاس. خدا کمکت کنه و همیشه پشتت هستم ان شاء الله. یه نکته رو باز بگم، من اوایل صحبتام این رو عرض کردم اما الان یه ذره بازش می‌کنم. ببینین
بارها و بارها در مورد اپوزیسیون های دیگه، ائتلاف و آنچنان صحبت، المان، گفتمان، در مورد همه اینها صحبت شد. من امروز میخوام برای اولین بار این قضیه رو یکم واضح و خیلی شفاف توضیح بدم. ببینید، اگر که ما مثال ریاضی بزنم که هممون ریاضی خوندیم که بلدیم دیگه، این واژه ها خیلی ساده باشه متوجه بشیم هممون. ببینید، اگر که ما مجموعه های متفاوت رو یک دایره در نظر بگیریم و شعاع این دایره رو در حقیقت اوج تفکرات اون مجموعه بدونیم، ببینید مثلا دایره ریستارت، اپوزیسیون ریستارت، دایره به شعاع عرفای بزرگ جهان، مولانا، عطار، شکسپیر، ویکتور هوگو، ارزم بزرگ کانفوسیوس و بزرگان جهانه، یک همچین دایره‌ای رو در نظر بگیریم. اپوزیسیون های دیگه هم هستن با تفکرات دیگه، هر کدوم شعاع خودشون رو با توجه به تفکراتی که پشت سرشون دارن در حقیقت دارن. خب این دایره ها چندین تا حالت به هم دیگه میتونن داشته باشن. یک، اینکه جدا از هم باشن دایره ها، یعنی هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشن، یا اینکه دایره ها میتونن به هم نزدیک بشن، یک جا کانکشن ایجاد میشه، مماس خارجی ایجاد میکنن، یا اینکه دایره ها میتونن یعنی از مماس که رد میشن نقاط تقاطعشون میشه دوتا و بعدش تا اینکه میاد به مماس داخلی میشن. هدف حضور سخنگوی اپوزیسیون ریستارت رساندن این پیغام به تمام مجموعه سیاسی و رسانه هاست که جایی برای بهانه برای شما زندگی وجود نداره. شما تمام اپوزیسیون ها و رسانه ها بارها و بارها عنوان کردین که با لیدر محترم ریستارت جناب سید محمد حسینی تماس گرفتین، ایشون یا با شما مصاحبه نکردن یا جواب تلفناتون رو ندادن یا هر چیز دیگری، یا حتی نکردین رو چنین عنوان کردین، دیگه اصلا قضیه الان مهم نیست. امروز روز اپوزیسیون ریستارت یک سخنگوی رسمی داره و راه ارتباط رسمی به عنوان speaker@restartopposition.org که از هر مجموعه که خواهان گفتگو، تماس و پنل ها، حضور در پنل های سیاسی، نشست های مشترک هستش، میتونه از این طریق اقدام بکنه و بنده قطعا به عنوان سخنگوی این مجموعه این پیام ها رو منتقل خواهم کرد به لیدر بزرگوارمون. پس تأکید میکنم هدف این هستش که یک لینک ارتباطی از این دایره بزرگ وجود داره. اگر که گروه های سیاسی دیگری که بخوان که خارج از این مجموعه، ابتدا به صورت یک مماس خارجی به این مجموعه وصل بشن و بعد از اون در حقیقت اگر که اون شرایط فراهم بشه و بخوان که ائتلاف، ببینید این واژه بسیار مهم است، بارها در مورد صحبت کردم، ائتلاف یک گونگی، همگونگی اینها نیست. ائتلاف یعنی مخرج مشترک گرفتن، یعنی چی؟ شما این از این دایره مماس خارجی تبدیل میشین به یک دایره داخل این مجموعه که زیر چتر ریستارت. توجه بکنید، این جناب آقای سید محمد حسینی تک تک واژه هایی که استفاده را میکنن کاملا میدونن چیه، یعنی ایشون واژه‌ای نیستش که ندونن چرا استفادهش میکنن. وقتی ایشون میفرمایند زیر چتر ریستارت، یعنی زیر چتر عرفان، زیر چتر مولانا، زیر چتر عطار، زیر چتر ویکتور هوگو، مگر بزرگتر از اینها در جهان داریم؟ اصلا کلا شما اگر زیر چتر بزرگان جهان نخواهید جمع بشین، زیر چتر چه کسی میخواهید جمع بشین؟ دکتر فلانی مثلا کیه؟ چه اهمیتی داره در مقابل عطار، مولانا، حافظ، شکسپیر، نمیدونم همین بزرگان جهان؟ وقتی که شما اومدین به مماس، از مماس خارجی وارد شدین دایره، به مماس داخلی این دایره تبدیل شدین، شما دایره خودتون رو دارین، شما اون دایرهتون رو با شعاعی که تعریف شده، شعاع شما میشه اون قانون اساسی که دارین تعریف میکنین. پس من همینجا اعلام میکنم که تمام گروه های سیاسی، مجموعه و اپوزیسیون های دیگه اگر که میخواهند در این ائتلاف ها شرکت بکنن که شکل خواهد گرفت، باید ابتدا به اولین قدمشون هستش که باید قانون اساسیشون رو مشخص بکنن، اون چیزی که میخوان اعلام بکنن برای آینده یه سرزمین کوهنمون، و این رو بیان و دایره خودشون رو خواهند داشت و ارتباط خودشون رو به عنوان مماس داخلی یا اون مخرج مشترک این اپوزیسیون ها اعلام میکنن. شما این دایره بعد از اونه که دیگه نفرات، عرضم به حضورتون که قوانین و هر چیزی که دارن رو در حقیقت به عنوان صورتهای این کسر مخرج مشترک میتونن استفاده بکنن. پس حضور بنده فقط و فقط به همین علت هستش. عالی بود مانی، مرسی از توضیحاتت. من از این فرصت استفاده کنم چون میدونم دوستان دیگه هم دوست دارم بیان بالا صحبت کنم.
من گفتم من یه بار تو عمرم فقط حسودیم شده، اونم به هوش لیدر ریستارت. من گفتم یه بار تو لایو گفتم گفتم خیلی باهوشه و تنها باری که تو عمرم من حسودیم شد. یه بار الان به تو حسودیم شد، تو شما صحبت های شما این بودش که یه جلسه با لیدر داشتی و لیدر رو در واقع دیدی. سوالی که این چند روزه مطرح شده، خیلی از دوستانم پرسیدن حال ایشون چطوره، ما همه قلبمون داره به قول من نفسامون با نفس ایشون بنده، حال ایشون چطوره و آیا با ایشون دیدار داشتید، چجوری شد؟ دوستانم میگن ای حسود من حسودیم شد دیگه چیکار کنم. عرضم به حضورتون که اولا که حال ایشون بسیار بسیار خوب است. بله بنده دیدار حضوری داشتم با ایشون، ملاقات داشتم، افتخار حضور و کنارشون قرار داشتم بله ملاقات حضوری با ایشون داشتم. ایشون حالشون بسیار خوب هستش، خیلی بهتر اون چیزی که من فکرش رو میکردم، حتی بسیار بشاش بودن، بسیار سرحال بودن، مثل همیشه ذهن قصد بسیار بسیار منظمی داشتن و میگم اصلا من خودم شخصا سورپرایز شدم، چون من واقعا فکر میکردم برای چیزی اصلا فکرش نمیکردم برای این موضوع در حقیقت ایشون رو بخوام ملاقات بکنم. نه حالشون خوبه، نگران نباشن دوستان عزیز، هر زمانی هم که لازم باشه ایشون قطعا تاثیر خواهند داد، برنامه خواهند داد، هستن دیگه. یعنی قطعا من نمیتونم نه اجازه اظهار نظر در این حوزه رو دارم، نه میدونم نه میتونم. خیلی ممنون که خبر سلامتی ایشون رو به ما رسوندید، خیلی وقته که ما نگران حال ایشون رو. یه چیزی بگم دکتر، ببینید من این نکته رو بذار بگم مهمه. خیلی بچه‌ها میپرسن چرا جناب استاد مهدی حسینی ساکته، چرا سکوت کرده، چرا صحبت نمی‌کنه. نمیدونم شاید من این نباید بگم ولی میگم، چون نگفتن که نگید و همینه که به شما عزیزانی که نزدیک 300 نفری که فقط در اینستاگرام من نمیدونم چقدرم در تلگرام حضور دارین رو عرض می‌کنم خدمتتون. یکی از دلایل سکوت جناب سید محمد حسینی لیدر محترم ریستارت، شما بچه ریستارت هستین. ببینین علتش خیلی واضحه، ایشون بارها به من گفتن این موضوع رو، بچه‌های ریستارت بسیار باهوشن، بسیار باهوشن. یعنی اگر من باور نداشتم دیگه باور دارم، یعنی اصلا نمیتونم این حرف را. یکی از دلایل سکوتشون شما بچه ریستارت هستین که اینقدر باهوش هستین، شما از یک خط ساده لیدر محترم تو پیام‌هاشون تحلیل‌های رو میکشین بیرون که 100% درسته، بازی‌ها رو میخونین و از اون مهمتر رازها رو برای اپوزیسیون دیگه فاش میکنین شما. این نکته بسیار مهم، یعنی بازی رو به هم می‌ریزین. یعنی خواستم این رو بگم، نمونه عینی دارم براش. یعنی من وقتی که فرمایششون داشتم در یه حوزه میشنیدم، همون شبش اومدم توی اسپیس توییتر و عین اون تحلیل رو من از زبان بچه‌های دیگه داشتم میشنیدم، بچه‌ای که میشناختمشون، و برام بسیار عجیب بود که چطور میشه که مثلا آدمی که ایشون رو ندیده حتی ممکنه باشون صحبت هم نه، چطور میشه که اینقدر این افکار رو درست تشخیص میده. و ببینین یه نکته خیلی مهمیه، من اینجا به اپوزیسیون های دیگه میخوام بگم، به عنوان کسی که در مجموعه های بسیاری حضور داشته و تأکید میکنم فراموش نکنین اپوزیسیون های دیگر که ما داریم همین الان، اگر مانی مجد دیگه امروز روز عنوان میشه، جایگاهش مشخص میشه و مجبور میشه که اینها رو بگه، بسیاری هستن که اونطوان و هنوزم که امروزشون نمیدونیم که هستن. و ببینید در تمام این سالها من هیچ زمانی در هیچ اپوزیسیون هیچ مجموعه ندیدم که گروه ها و افراد اون مجموعه آنچنان تفکراتشون به هم نزدیک باشه. یعنی شما از هر ریستارتی در مورد آینده و نظرگاهش صحبت بکنی با یک کلورانس یا یک اختلاف بسیار کمی تقریبا اون ایدئال ها و نظرگاهشون نسبت به خواستگاهشون نسبت به آینده سرزمین پرشیا یکی است. خیلی جالبه، ولی در مورد گروه های دیگه شما اینو نمیبینی، هر کدومشون یه چیزی میگن، حتی بلکه مثلا زیر لوا یک چترم باشن. من مرسی از لطفت و خیلی قشنگ توضیح دادید. دو تا سوال دیگه است که در رابطه همین سوالی که الان هم پین کردی، راه های ارتباطی با شما و لیدر چیه؟ و اینم یه بار دیگه توضیح بده چون فکر می‌کنم خیلی مهم باشه. حتما. ببینین راههای ارتباطی با لیدر بزرگوار که کماکان همه آن چیزی که بود، یعنی پستو نیوز و اون شماره تلفن تلگرامی که به همه بزرگواران، من هم راه ارتباطیم همینه، یعنی فکر نکنیم که مثلا من راه ارتباطی متفاوتی داشته ام، نه منم همین بوده.
راه ارتباطی با سخنگوی اپوزیسیون ریستاد که فعلا بنده حقیر هستم، این اکانتیه که پینش کردم، speaker@restartopposition.org در حقیقت organization. میتونن دوستان با این ایمیل تماس بگیرن و نظراتشون رو گروه های سیاسی برای یا مدیاها یا رسانه ها میتونن که از طریق این لینک ارتباط داشته باشن. تو این زمینه میشه بچه های ریستارت هم هماهنگی کنن یا اینکه ببینید من تاکید میکنم، من اینو اول عرضه هم گفتم، من مدیر ریستارت، مدیر ریستارت یا مدیر اپوزیسیون، من حق دخالت و در حقیقت واقعا همین حق دخالت در هیچ کار از بچه های ریستارت رو ندارم، صادقانه عرض میکنم، چه کار بکنن چه کار نکنن، آیا بگم آیا نه، من بنده همچین حق رو به شما ندارم. دیگه هرچی فرموده لیدر، هرچی خرد دوستان میگه دیگه، یعنی از خرد جمعی آن چیزی که خرد دوستان میگه. این آخرین لایوته، چون توی ریلزت گفتی آخرین لایو من هست، آیا بازم لایو میری با عنوان در واقع سخنگو، یا یعنی که نه کلن دیگه لایوی نمیری؟ آیا شما باز هم لایو میرید؟ این رو نمیدونم، اجازه بفرمایید که از لیدر بزرگوار بپرسم، حتما حتما خدمت دوستان عرض میکنم، ولی قطعا مانی من، شخصیت مانی من لایو دیگر نخواهد داشت. سپاسگزارم. من سوالی که رسیده بود و پرسیدم و یه دونم تو همین کامنت ها بود که البته توضیح دادی، اولین کار شما با عنوان سخنگو چی هست که یه توضیح دادی، اگه دوست داشتی یه توضیح دیگه هم بده، من میرم که بچه ها بیان. حالا من هستم تو توضیح تو بدی و من برم بچه ها بیان. خواهش میکنم دیگه، پیشتر عرض کردم سخنگو یه سری وظایفی داره در حقیقت، انعکاس دهنده و بازتاب دهنده نظرات لیدر یا کل اون مجموعه هستش که در حقیقت میتونن باید عنوان بشه، حق دخالت، حق مشاوره و حق خیلی چیز دیگر نداره، تفاوت در جایگاه‌های حقوقی مشاور مطبوعاتی با سخنگو با نمیدونم مشاور، همه اینا فرقیه، فرق دارن با هم، یکی نیستن با هم دیگه. بنده آن چیزی رو عرض میکنم که از من خواسته شده که خدمت بزرگواران بگم، و همین خیلی خیلی ساده میگم، نه حق فراخوانی داره، نه کاری مینه، نه هیچ، شخصا مشخصا دارم. از لطفت من آخرین حرفم بزنم به همه دوستان که مانی، به خودم، به همه بچه‌های ریستارت، چون اپوزیسیون ماست، ما همه پارتی از این معجزه هستیم، تبریک میگم و برات دعا میکنم در محضر حضرت حق، و امیدوارم که در هر لحظه دست ایشون یارت باشه، دست علی همراه. من دلم میخواد که دوستانی که در کاتگوری مخالف بودن رو در حقیقت دعوت بکنم به گفتگو، سوالاتشون رو بپرسم، به هر حال نقدهایی به خود بنده داشتم و دوست دارم که بشنوم کلامشون رو. سلام و وقت بخیر، صدای منو دارید آقای امانی من؟ بله قربان، در خدمتتون هستم عزیزم. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. من خیلی خوشحالم. ممنون. خیلی کوتاه می‌خواستم فقط یه چند تا سوال بپرسم. یکی از این سوالات در مورد اینه که آیا پستونیوز به طور مستقیم زیر نظر لیدر ریستارت هست؟ اگر هست چرا نحوه اعلان طوری بود که باعث سوال به وجود اومدن برای عده‌ای از بچه‌ها شد؟ چون متن اولیه این بود که طبق اخبار رسیده به پستونیوز شما به عنوان سخنگو انتخاب شدید و بنده توی یه اسپیسی وایس رو از لیدر پخش کردم که ایشون گفته بودن که اگر که اخباری در کانال ریستارت تایید شد اون مطمئنه، و به فاصله فکر کنم 7-8 ساعت تو کانال ریستارت هم این خبر اعلام شد و متن هم عوض شد. یک سوالم اینه. سوال بعدی اینه که عده‌ای از دوستان، یعنی من خودم اینو دیدم توی توییتر و دلم میخواد که توی وحدت باشیم، و احساس میکنم عده‌ای طلب پیام تصویری کردن از لیدر ریستارت برای انتخاب شما به عنوان سخنگو. به نظر شما رویکرد ما و بقیه دوستان با این دسته از بچه های ریستارت باید چگونه باشه و چطوریه؟ چون شما اول لایوتون اعلام کردید که بهتره که ما به اکانت های دیگه حمله نکنیم، و این خیلی برای من جالب بود که بهش اشاره کردیم. و یک لایه دیگه این که عده‌ای از بچه ها، حالا باز من نمیدونم که آیا لیدر با شما در مورد این موضوع صحبتی کردن یا نه، در مورد توهین به همدیگه و عفت کلام بچه هاست. من احساس میکنم که دیشب هم حتی در موردش صحبت شد که در شأن ما نیستش که
یک نحوی از ادبیات رو به کار ببریم. آیا تذکری دادن، یعنی به شما گفتن که آیا مثلا در این مورد با بچه‌ها صحبت کنید یا نه، یا احساس می‌کنید اگر در حیطه شما هستی به عنوان سخنگو میتونید اشاره‌ای بکنید؟ من خوشحال میشم که باعث حفظ وحدت بشه و این به نظر من خیلی جالب نیست، چون خیلی میشنوم که ایده میگن که کانال پستونیوز و کانال ریستار دست ایده دیگه این. خب این، من میخوام حرف شما امشب یک حجتی باشه برای ما و بقیه دوستان، چون میگید که دیدار حضوری داشتید با لیدر عزیزمون، که اگر که به طور مستقیم هست ما این رو سند داشته باشیم، و اگر دوستان دیگه هم اینجا هستن شاید از جناح مخالف هستن بتونن این سوالشون پاسخ داده شده باشه. و همین، خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از اینکه به من اجازه دادین که بیام بالا صحبت بکنم و سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که چند تا مطلب رو شما فرمودید من جو لازمه که حتما ذکر بکنم. ببینین، کانال تلگرامی پستون نیوز یک رسانه خبری مستقل هست، این رو هم بارهایشون فرمودن، آنچنان که اخبار هم به همین دوستان قطعا اون زمانی که رسیده بوده همون رو اعلام کردن. اتفاقا خیلی جالبه که دوستانی که در حالا در توییتر، در تلگرام یا اینستاگرام، هر جای دیگری، وقتی که این خبر در پستون نیوز اومد و شک کردن، یعنی فالو کردن اون پروتکل هایی رو که لیدر بزرگوارمون جناب سید نادر حسینی پیشتر فرموده بودن که اگر اخباری فقط در پستون نیوز اومد در جای دیگری نیومد، این حرفا یه ذره فکر کنیم به شادی پلیتیک باشه پشت سرش. و اتفاقا نیستم درست هم متوجه شده بودن، یعنی میخوام بگم که نه تنها خورده به این بزرگواران وارد نیست، که اتفاقا دوستان درست متوجه شده بودن. یعنی ما ریستارتی ها حداقل یاد گرفتیم که پروتکل هایی رو که برای مجموعه ما وجود داره همون رو فالو بکنیم و پرسشگر باشیم، و این روحیه پرسشگری و روحیه دغدغه فهمیدن داشتن رو چیزی هستش که شون بارها در برنامه‌شو فهمیدن. اما در مورد سوال بعدی شما، اینکه در مورد نوع و برخورد بچه‌های ریاستی، عرض کردم، اینو پیشتر هم عرض کردم، من متأسفانه نه جایگاه این رو دارم که در حقیقت بخوام اظهار نظر بکنم در مورد اکانت‌ها و بچه‌ها، و اینکه بخوام خدای نکرده بخوام امر معروفی نهی از منکر، اصلا این طور نیستش، نه، من هیچ جایگاهی ندارم، من فقط سخنگوی حضورین ریاست هستم و ارجاع میدم دوستان رو به برنامه. فکر میکنم خیلی واضح در این رابطه صحبت شده، و به عنوان اینو دوستانه به شما عرض کردم که دقت داشته باشین اکانت هایی که در جایگاه های مختلف هستن حمله نکنید، چون بسیاری از اینها رو نمیدونیم که، یعنی این خیلی یک پیام خیلی واضح من در خدمت شما عزیزان عرض میکنم، اینو خیلی دوستانه هم به قول قدیمی زیر جلکی دارم بهتون میدم که بدونین که تو کار هم دیگه دخالت نکنین، نمیدونین کی داره چی کار میکنه و برای چی داره این صحبت ها رو میکنه. آیا شاید این افراد مستقیما از طرف این عزیز دارن صحبت میکنه؟ نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. ببینیم، فقط من این رو بگم، بچه های ریاست حداقل چندین سال، بیشتر نزدیک 2 ساله که در حال غربال فکری هستن، و تاکید میکنم اگر کسی فکر بکنه که لیدر محترممون در این فضا حضور نداره و نمیدونه، بسیار ساده انگاران است. بسیار، من تعبیتون عرض کردم، یعنی با جزئیات ایشون میدونه، یعنی حتی مثلا وقتی که با ایشون داشتم صحبت میکن اسم اکانت ها رو میوورد که فلان اکانت این، و یعنی اینو بدونین دیگه، خیلی واضح دارم به هم قطاران خودم این رو دارم عرض میکنم که در حقیقت بدونین که ایشون خیلی واضح میدونه داره چیکار میکنه. آقای رسول در خدمت شما. سلام، عرض ادب دارم. سلام خدمت شما. من سوالی ندارم آقای مجتارت، خواستم عرض تبریک بگم، همین موعد باشه انشالله که سایه انسان کامل بالا سر هممون باشه. من سوال خاصی ندارم، وقت دوستانی که سوال دارن رو نمیگیرم، چه موافق چه مخالف، خواستم فقط عرض تبریک بگم و براتون آرزوی موفقیت کنم، انشالله که موفق باشید در هر زمینه، در تمام زمینه. ممنونم، دفعه نباشید، دفعه دستشون. من دیدم یکی از دوستان اینجا یه نکته ای رو گفت، من فراموش کردم، در مورد پیام تصویری که گفتن چطور. ببینین جناب سید محمد حسینی در مورد فراخان گفته بودن که هر نوع فراخان، حمله یا هر چیزی شبیه به آن و
پیام تصویری ایشون ریکوایرمنت هست، یعنی احتیاج هستش، وگرنه در مورد موارد دیگر در حقیقت ایشون خودشون هر جوری که صلاح میدونن. و از اون مهمتر، شما از کجا میدونین که پیام تصویری وجود نداره؟ شاید به موقع همونجوری که اول خبرش به پست نیوز رسیده بعدش تاییدش، شما از کجا میدونین که شاید هم وجود داشته باشه؟ حالا نمیخوام بیشتر از این باز بکنم، فقط تاکید میکنم حواستون باشه که حمله نکنید دوستان عزیزم، حمله نکنید. در خدمتم قربان، بفهمید. خوش خوب هستید. سجاد هستم خدمت شما. این راه پرخطر رو تبریک میگم. امیدوارم این مسئولیتی که روی دوش شما گذاشته لیدر دیستار بتونید با توان کامل و موفقیت این مسئله رو تیل کنید. یه سوال داشتم خدمت شما. الان من خودم یکی دوزه مثلا تقریبا 4 سال 5 سال توی کانال تلگرامی هستم، حالا کانال قبلی که بسته شد به کنار، کانال ریستار یا پستو نیوز هستیم، ولی توی توییتر فعالیت ندارم یا توی اینستا فعالیت ندارم. میخوام اینو بپرسم که آقای حسینی هم از ما خبر داره که اینجوری محدود و دور افتاده افتادیم توی شبکه‌های اجتماعی، فقط از تلگرام صرفا استفاده میکنیم؟ سپاس از شما سجاد عزیزم. باش، من میکروفون شما میبندم که صدام ریپلای نشده بود. عرض کردم آقا سجاد بزرگوار که ایشون در شبکه‌های اجتماعی حضور داره، حضور مؤثر داره. نه تنها ایشون، برای هر کسی هستن و آگاهن. ایشون شدم حضور اصلاح میکنم کلامم. ایشون واقف هستن به اموری که اتفاق میفته و میشناسن و رصد میکنن. تاکید میکنم یادمون نره که توی پلنهایی که ایشون در ذهنشون داره ممکنه نفرات بعدی، شمای بزرگوار، اون دوست عزیزی که داره به شما حمله میکنه یا اون عزیزی که شما داری بهش حمله میکنی باشه. اینه که بدونین جایگاه خودتون رو بدونین و قدر خودتون رو هم بدونین عزیز دلم. برمیگردیم به اینستاگرام. بانو آرتیم عزیزم، میترای عزیز، یکی از دوستان خوب خودم در تمام این سالها. درود جان، سلام، خوب هستی؟ مرسی. اولین باره که تصویر میدین شما، اگه اشتباه نکنم. بله متاسفانه تو هتلم هستم، مجبورم که ماسک بزنم. نمیدونم به تبریک بگم، تسلیت بگم، برای همین پس هیچی نمیگم وقتی نمیدونم. من یه سوالی داشتم، چون که گفتی که زود سوالم میپرسم میرم جوابم پایین میشنوم، چون که فرمودی که با آقای حسینی دیدار داشتین، میخواستم بدونم چون توی این تایم شلوغی های اهواز و خوزستان هست، میخواستم بدونم که نظر ایشون در مورد این داستان چی بوده. اوکی، مرسی. همین سوال همینه، یا تو دیگه هم هست شما بپرسیم؟ چون شما خیلی کم میای بالا، کم گوی و گزیده گوی، یکی از تعاریف شماست میسی عزیز. خب ایشون که فکر میکنم تشریف بودن، یعنی قطع شدن. عرضم به حضورتون که این سوال رو خیلی پرسیده بودن در حقیقت از مجموعه دیگری بیشتر این سوال میکنن، چون بچه ریاست معمولا جواب این سوال رو میدونن. ببینید، برای شناخت لیدر محترم ریاست شما باید رفتار امروز لیدر محترم ریاست شما باید به 4 سال دیگه بیایی متوجه بشین چرا چنین حرفی رو زد، چرا چنین سخنی رو گفت. برای که ایشون 4 سال پیش در مورد وقایع امروز تک به تک و با جزئیات صحبت کرده بودند. یعنی از سال 2016-2017 در حقیقت موارد موجود هست و ایشون دقیقا این روزا رو پیش بینی کردن که چه اتفاقاتی میفته. بازی ها رو تکرار میکنن. فکر میکنم آخرین پیام بد نباشه که آخرین پیامیه که خودشون ارسال فرمودن در کانالشون رو با هم بخونیم. خطاب داره جو بایدن هستش. جو بایدن، هی جو بایدن، کار هر بز نیست خرمن کوفتن. با میلیاردها دلار پول و هزاران رسانه و کمک هنرمندان داخلی و خارجی و مهره‌های انگلیسی روسی در وزارت اطلاعات ایران و سپاه و اتحاد احمدی نژاد، رضا پهلوی، مجاهدین خلق و اصلاح طلبان، هنوز هم تظاهرات را به 20 شهر نکشاندید. دوره خر کردن مردم ایران گذشته است. هر جا گیر کردی زنگ بزن، هر چند که پاسخگو نخواهم. 10 دقیقه برنامه برم، رازها برملا میشه. ببینید ایشون الان این رو گفت، 4 سال دیگه متوجه میشیم که چرا این رو گفت. کما این که خیلی سالها قبلتر در مورد این موضوع صحبت کرده بودن. من پیامشون رو هم دارم که ایشون فرموده بودن که هنوز خیلی ها تفهیم نشدن که در
که ما در سیاست از لباس گرگ خارج شده این یعنی چه؟ سکوت ما به خاطر فهمیدن ماست و فریاد تو خریتیست برای تجزیه ایران. لعنت به دهانی که بی موقع باز شود. هشتگ را توجه بکنید، هشتگ CIA، هشتگ BND، هشتگ KGB، هشتگ MI6، هشتگ DGSC. خب الان تظاهرات رو ببینید در کجا چیز هست. با همین پیام ساده بسیار بسیار شما میتونید راحت رمزگشایی بکنید، اتفاقات متوجه بشید. خیلی ساده، خیلی واضح. مرسی بانو میتوی عزیزم. اکانتی به نام امید آریا اگه اشتباه نکنم. در خدمتتونم دوست بزرگوار. درود بر شما جناب مجید. درود بر شما عزیز. بفهمید. خب جناب مجید، اول من یک توبتی خیلی کوتاه با بچه‌ها داشته باشم که من تو صفحه خودم اعلام کردم. گفتم این که مانی مجید به عنوان سخنگو انتخاب شده تایید و یا تکذیبش بر عهده ما نیست. چرا که اگر ما اون وسعت دید رو داشتیم و اون شرط رو میسنجیدیم و بلد بودیم قطعا الان ما لیدر بودیم نه جناب حسینی. این از این بابت. بنده سوالات دوستان رو فقط با شما مطرح میکنم. بله، من سعی میکنم سریع بگم که وقت دوستان رو هم نگیرم. ایشون بارها اعلام کردن که هر گونه اتفاق بسیار مهمی که معطوف به بچه ریاست و اپوزیسیون ریاست و بچه ها باشه به صورت پیام تصویری اعلام میشه. خب من با این موضوع هم کاری ندارم، حتما صلاح دیدن که پیام تصویری ندن بنا به هر دلیلی. اما جهت این که این دو دستگی و دوگانگی بین بچه‌ها بسیار بالا رفته و بارها دغدغه خود من بوده که گفتم به هم دیگه حمله نکنید و فوش ندید و از الفاظی استفاده نکنید، جناب مجید آیا به غیر از فایل صوتی و یا فایل تصویری شما دستنوشته‌ای دارید؟ چون اپوزیسیون ریاستی یک اپوزیسیون رسمی هست و وقتی یک سخنگوی انتخاب میشه این انتصاب باید به صورت رسمی و مکتوب حداقل ثبت بشه. این فکر میکنم چیزی هستش که عذرخواهی میکنم، سطح شعور خودم داره میگه و بقیه دوستانی که با من فکر میکنم هم عقیده هستند. چه مدرکی داله بر این وجود داره که ببینید من اینو بارها گفتم مانی مجد قبلا هر کاری کرده به خودش ارتباط داره، طبق همون گفته ایلی ابن ابی طالب که ایلی ابن امیران ببخشی عذر میخوام که اگر کسی کاری کرده قضاوت نکنید، چون اگر صبح شده باشه ممکنه که شما نمیدونید شب تا صبح چه اتفاقی افتاده و با خدای خودش مراوده ای داشته و اصلا شاید مانی مجد مهره بوده که نفوذ پیدا کرده به فخرآور و بقیه جاها. آیا شما مدرکی کتبی صوتی و یا تصویری چه الان چه در هر زمان دیگه به در آینده نزدیک داری که ارائه بدی به دوستان یا خیر؟ سوال من اینه که آیا شما میدونین که من دارم یا ندارم، یک، و دومم اگر داشته باشم یا نداشته باشم قطعا من بدون اجازه لیدر محترم ریاست حرفی نمیزنم و کاری هم نمی کنم. و دو سوم مطلب این که یک نکته رو اشتباه فرمودین، اصلاح میکنم فرمایش شما رو، فراخوان و حملات و هر آنچه که در این رابطه باشه پیام تصویری. ببینید به واژه عرض کردم تگ واژگان سید محمد حسینی دقت بفهمید، ایشون واژه‌ای رو در حقیقت استفاده نمیکنن که ندونن و یا مثلا فکر بکنن که اینجوری بود، نه ایشون میدونن که کلماتی که استفاده میکنن کاملا میدونن برای چه استفاده میکنن. بله دقیقاً درست. من در ادامه همین فرمایش شما بگم مسئله به عنوان فراخوان که بسیار هم مهم هستش وقتی باید به صورت تصویریت من تایید بشود، آیا مسئله انتصاب رسمی یک سخنگو مسئله خیلی ساده ای هستش یا من فکر می‌کنم خیلی مهمتر از یک فراخوان باشه؟ میگم من شرایط و صلاحیت تایید یا تکذیب شما رو ندارم و این کارو اصلا نمی‌کنم، به خودم اجازه نمیدم چه شما چه هر کس دیگر بخوام قضاوت کنم، اما این خاصه بسیاری از بچه‌هایی هستش که زمان گذاشتن با عشق با دلشون تمام این مدت بودند، هر کاری که از دستشون بر اومده و نیومده انجام دادن و این توقع فکر میکنم که بجا باشه. من فقط من گفتم که نمیدونم اصلا شما دارید یا ندارید. پرسش بنده این هست آیا مدرکی به صورت تصویری صوتی و یا متنی مکتوب موجود هست، حالا چه الان چه هر زمانی که لیدر صلاح بدونن بخواد منتشر بشه، آیا وجود دارد یا خیر؟ من پاسخ شما رو نمیتونم بدم، اجازه شو ندارم بدم، ولی مطمئن باشین که اگر لازم باشه خودشون صلاح بدونن حتما این کار رو میکنن. خب من یه جمله میگم و فقط پایان. ببینید
من نپرسیدم که میخواید اهلایه بدید، من فقط پرسیدم که وجود دارد یا خیر. گفتم توی این جایگاه هم نیستم که بگم حتما باید نشون بدی یا نشون ندید، اصلا به من ربطی نداره. من فقط پرسیدم آیا وجود دارد یا خیر که شما پاسخ ندادید. متشکرم، شب شما و سایر دوستان بخیر. دفعه نه، مرسی، سپاس از شما. جناب کوروش، من اسپیکر شما رو باز میکنم، بفهمید در خدمتتون هستم. سلام، وقت بخیر به همه دوستان عزیز. اول با نام خدا شروع میکنم، به خدای خودم و خدای تمامی ریسرتی عزیز و عرضم به حضورتون بلیدر عزیز و در کل به تمامی ریسرتی عزیز سلام عرض میکنم و همینچنین به دوستانی که میخوان با ریسر و جنبش ریستر داشته باشم. من یه خوردم استرس دارم، البته یه بخشی دیگه یه خورده استرس میکنم. ببینید، چند تا موضوع من واقعیتش میخواستم صحبت کنم در مورد یه چند تا مسئلهی که دوستان احساس کردم تو توییترم، یعنی دنبال کردم، اصلا توجه نکردم. یکی این که ببخشید، حالا من نمیدونم اصلا میتونم از این تیرون استفاده کنم یه سری حرف رو بزنم یا نه، چجوریه؟ اجازه دارم یه سری صحبتی که واقعا میگم بچه ها توجه نمی کنن توی یه سری مسائل بگم یا نگم؟ اگه اجازه بدید که من صحبت کنم در موردش. ببینید، اولین مسئله ای که دوستان توجه نمی کنن و خیلی مبحث علمی هم هست به قول جناب حسینی، یکی مبحث اینی که حالا این که شعار سیاسی چیه، شعار سیاسی رو دقت نمیدونم، حالا فقط به جمله‌شو میخونن دوستان. حالا من که خودم یعنی احساس کردم توی میگم توی رسانه اجتماعی یعنی میخونم انگار که متوجه میشه این که میگن اندیشه رو اصلاح میکنه. ببینید، مثل این میمونه، ببینید تمامی افرادی که توی ریستارتن، حالا اکثرا یه جوری نمیخوام علمی بخوام توضیح بدم، شاید یه فرکانس بالایی دارن، یعنی می چیه، یعنی افراد تاثیرگذاری هستن و وقتی شما رو اون تفکر و اندیشه‌های درست تمرکز داری، اینو به صورت نمیدونم حالا تو فضای کوانتومی بخوام در نظر بگیریم، انتقال میدی و جامعه خودتو تحت تاثیر قرار میدی و این باعث پیشرفت جامعه میشه و برای همینه که میگن ایشون میگن اندیشه رو اصلاح میکنه. و این 50% ریستارتی هایی که گفتن اگه بشه 51% همه چیز درست میشه، به خاطر همینه. موضوع بعدی که توی اینستاگرام هم قبلش داشتم نگاه میکردم، میگفتن که بحث یکی از دوستان گفتن که بچه ها نمیدونم ناسزا میگن و این حرف. ببینید، شما موقعی که میخواد یه در واقع یه فاجعه ای رو مطرح کنید، مجبورید یه سری الفاظ به کار ببرید. لیدر یه جا خیلی قشنگ گفتم، من یادمه توی یه سری از قسمت ها میگفتم ما تربیتشو نداریم. خیلی واقعا قشنگه. ببینید، مثلا شما الان یه سری از شعرهای مولانا بخونید، شاید مثلا یه آدم سطحی نگر باشه فقط به اون مسئلهش مثلا فکر کنه، ولی در واقع در عمق داستان یه چیز دیگه ایه. اما ما اگه سطحی نگر نباشیم، نباید به اون فوشه یا اون چیزی که داره حالا به قول دوستان ناسز اهمیت بدیم، اصلا موضوع چیز دیگه ایه. اما وقتی میایم ما به اصل مطلب یعنی توجه میکنیم، اون فوشی که در واقع دوستانی که فهم میکنن اون فوشه، به نظرم اون عمق فاجعه رو نشون میده. من میگم وای مثلا فلان چرا چیز گفتی، ایشون نباید به اون مسئله توجه کنه، عمق فاجعه یه چیز دیگه است. من حالا شایدم خیلی دارم چیز میگم، یعنی شاید درست نمیگم، اما اینجوری. حالا دوستان یه موقع یه فکرم کوتاه‌تر که بچه دیگه هم باشن، چون من با تو توییتر هم اسپیس رو ران بکنم و عذرخواهی میکنم اینجوری من میگم. حالا کلا هوای همو داشته باشیم، این چیزا نیست که بخوایم سر جبهه بگیریم سر هر مسئله. حالا موقعی که حتی شما هم چیز کردید به عنوان سخنگو اعلام کردن توی پاسونیوس، خیلی یه شبهاتی درست کردن و یه سری حرفا زدن که اصلا واقعا من تعجب میکنم. نباید خیلی اینجوری سریع زود قضاوت کنن و حالا چیز کنن. حتی یه روز نشد، هزار تا هزاران حرف و حدیث شد و بکنم تایی 24 اینگاه پایان 24 ساعت دیگه تو خود کانال ریستار دیگه اعلام کردن که شما دیگه در واقع تایید شده جناب حسینی هست. هیچی، فقط همین دوست داشتم.
ممنونم کوروش عزیزم. باشه بدیم به دوست دیگری بپردازیم و بعدش من استارت سپیس تویتر رو بدم. خیلی خوشحال شدم عزیزی، در پناه هم باشید. برمان شما خواهش. درود مانی جان. درود داریشتم، چطور خوبی؟ یه سوالی رو دوستان پرسیدن، من خیلی مختصر درده بحث لزوم انتخاب سخنگو. شما یه موضوع مطرح کردین، من یه لحظه پایین خوب متوجه نشدم. آیا این چیزی که من متوجه شدم درسته؟ اگر اشتباه میکنم اصلاح کنم و خیلی دوستان بعد از شما. در نحوه انتخاب سخنگو، نحوه انتخاب سخنگو بنده فکر میکنم که مگر ترامپ اومده مثلا سخنگوی خودش رو ویدیو داده بیرون، مگر جای دیگه دنیا برای سلاسیانی ها ویدیو میدن برای معرفی سیاسی، اونجا دوستان انتظار دارن یه همچین ویدیویی حالا هست یا نیست، که شما الان خیلی خوشحالم که گفت هست و هر زمانی که خودشون صلاح بدونن این ویدیو رو منتشر میکنن. و حس میکنم بهتر حالا یه سری از موضوعات رو با خردمون و موضوعاتی که توی دنیا هست بررسی کنیم. و در مورد لزوم انتخاب سخنگو، من حس میکنم که من اول نظر خودمو میگم بعد بقیه سوالاتمو پرسم و شما من اصلاح کنین. اینکه یه موضوعی که الان وجود داره و همیشه دغدغه خیلی از بچه‌ها بوده و دغدغه خودم از جمله، این که حس میکنم سیدمانینی جایگاهشون جایگاهی نیست بشینه بری از اپوزیسیون‌ها، از حالا مریم رجبی گرفته تا رضای پهلوی تا هر کدومشون که ماها همه اعتقاد داریم دستشون به خون مال مردم آلوده، دست بری بشینه با این بعد شخصیت و جایگاهون بسیار بسیار بالاتر از اینه که حتی یه روز بر حسب اجبار بره بشینه با رئیس جمهور فلان کشوری که دست به خون آلوده است بخواد بشینه سر یه توافق بکنه، یه صحبتی بکنه. و دوست دارم نظرتون در مورد این صحبت من به هم بگین حتما. و در مورد انتخاب خودتون، و واقعا صادقانه نمیتونم بگم خوشحالم یا ناراحتم، فقط چیزی که حالا یکم باعث خوشحالی من میشه اونه که حس میکنم این موضوع قدم تو راستای سازماندهی بیشتر اپوزیسیون ریستارت بوده، کاری که دغدغه خیلی از بچه‌ها بوده. من احساس میکنم، مطمئن نیستم، دغدغه خود لیدر عزیزم بوده. و حتی اگر بریم برنامه که در مورد سلیمان مختنیشون یه گریزای ریزی داخل برنامه زد، من پیشنهاد میکنم بقیه بچه ها حتما این برنامه رو ببیننش. و خیلی خوشحالم که این سازماندهی به هر نحوی استارتش خورد و شکل گرفت و شما به این عنوان حالا انتصاب شدیم. و مانی جان صادقانه یه سوالی ازتون میپرسم و خیلی دوست دارم شفاف و روشن توضیح بدین. قبلش مقدمه چینی کوتاه بکنم، اینکه دوستان مانی مج به نظر بنده یه شخصی بوده که از توی همین فضای توییتر، اینستاگرام و فضای مجازی اومده بیرون. اینکه الان مانی مج به عنوان سخنگو انتخاب شده دلیل بر این که حالا مثلا خونش از من و شما رنگین تره یا بیشتر میفهمه اصلا یه همچین موردی نیست. قطعا توی بچه‌های ریستارت افرادی هستن که بسیار بسیار باهوشتر و شایسته‌تر از خود همین جناب من هستن و خیلی خوبه که این واقعه رو به فال نیک بگیریم و تلاش کنیم که بتونیم در راستای همون سازماندهی که صحبت کردم به اصطلاح یه گام محکمتری برداریم و نشون بدیم که لیاقت اینو داریم که اون چیزی که سید عزیز بهمون یاد دادن رو بخوام توی جامعهمون اجرا کنیم. این مورد. در مورد بحث بعدی که شما حالا به هر حال خیلی روشن بگم قبل که یه سری از همزمان با فرمایشات شما دارم اسپیس توییتر رو هم ران میکنم، چون درخواست خیلی زیاد داشتم که بچه تو توییتر دقیقا توی اینستاگرام اینا نبودن و خواستم بگم که من دارم اسپیس توییتر رو هم ران میکنم، دوستانی که خواستم رو حضور داشته باشن بفهم. زنده باشین. و یه سوالی که خیلی صادقانه دوست دارم شفاف روشن برام توضیح بدین، شما توی این یه مدتی که توی اینستاگرام بودی و توی فضای مجازی بودی با یه سری از دوستان از جمله جناب دکتر، جناب مهندس قنبر، یک دلار بنده سعادتی نداشتم خدمت شما بودم و بقیه عزیزان یه سری مجموعه‌ای در قالب حالا دری سیاسی و بقیه مفتین و مانجی که قبلا داشتم معارف حرکت به اصطلاح آگاهی دهنده رو به نظر انجام داده با کسی که الان به عنوان خنگوی اپوزیسیون ریاست انتخاب شده، اسم می‌کنم دو تا کاراکتر و آدم متفاوته. و یکی اینکه آیا شما از امروز به بعد، از لحظه‌ای که به اصطلاح این پست به شما داده شده،
کسی رو در کنار خودتون میبینید، یا بهتره بگم آیا کسی رو تایید میکنین یا خیر؟ دوست دارم خیلی شفاف موضوع رو توضیح بدین، چون دغدغه بسیاری از دوستان بوده که اینو پرسیدم توی فضای توییتر و خیلی دوست داشتم راجع به موضوع حتما صحبت کنم. و در مورد نحوه تعاملی که حالا شما بالاخره با یه سری از اپوزیسیون ها و گروه هایی دارین، خواستم یه توضیح مختصر در این مورد بدین که شما با چه گروه هایی باید صحبت کنین و آیا این به اصطلاح صحبت شما، مصاحبه شما به درخواست خود شماست، به درخواست بچه ها باید بشه، به چه صورت قرار صورت بگیره؟ و سوالات من می نویسین دیگه، درسته؟ یکم سوالات هم زیاد شد، خیلی دوست دارم همش رو جواب بگیرم جناب مجد. مورد آخرم اضافه کنم برم پایین که وقت به بقیه دوستان برسه، در مورد اینم جناب مجد محبت کنید توضیح بدین اینکه شما قبلا یه سری لایو ها رو رفتین و توی این لایو ها یه سری اشتباهات، حرفا، زاویه دیدها، یه سری چیزا بوده که شاید به زعم خیلی خوش نمیاد، شاید قطعاً، شاید که نه قطعاً یه سری اشتباهات هم شما انجام بدین و میخوام این نکته رو خودتونم بگید کنین و یه قول شما بگید با انقدر همیشه شما باز هست، چون الان شما یه جایگاه سیاسی دارین و اون چیزهایی که مربوط به قبله موضوعاتی بوده که به اصطلاح مربوط به اون به اصطلاح شخصیت قبلی شما بوده، به نگاه قبلی شما بوده، نه جایگاه. با اجازهتون میرم پایین بقیه دوستان صحبت کنم، خیلی پر حرفی کردم و براتون آرزوی موفقیت میکنم توی مسیر سخت از زده. سپاس. خدا خدا شما. پاسخهای سوالات جناب مهندس اریش چند تاش بود؟ یک، مانی مجد به عنوان سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت هیچ فرد، گروه و نهادی رو تایید نمیکنه. تاکید میکنم هیچ فرد، گروه و یا نهادی رو تایید نمیکنه. ایشون سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت هست و فقط هدف و تارگت و نگاهش در حقیقت آن چیزی است که دستوری هستش که مستقیما بهشون داده میشه و هر آن چیزی که باید انجام بده، اگر لازم باشه در کنفرانس های مطبوعاتی شرکت بکنه، لازم باشه در نشست های شکل بگیره یا هر آن چیز دیگه، یا مصاحبه با رسانه، هر چیزی که با اجازه و دستور مستقیم لیدر محترم ریستارت ایشون حضور خواهد داشت و بدون اجازه ایشون قطعا کاری رو نمیکنه. این از این. یک و دوم اینکه من در گذشته در حقیقت مجموعه برنامه‌هایی رو داشتم، در اونها لازم بوده که یه سری تکنیک‌های گفتاری استفاده بشه برای اون اهدافی که در اون زمان لازم بوده. به عنوان مثال اینجا عرض می‌کنم، بنده در لایوهایی که با مجموعه دوستان پادشاهی خواه داشتم از واژه شاهزاده رضا پهلوی استفاده می‌کردم که برای اینکه این دوستان رو در حقیقت یکم آرومشون بکنم یا چه میدونم مثلا خوشحالشون بکنم، نمیدونم، هر چیزی که تون در اون جایگاه احتیاج بوده که در حقیقت اینطور عنوان بشه که بتونم گفتگو رو باشون ادامه بدم و پیامم رو برسونم. به عنوان سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت، خطاب من به ایشون جناب آقای رضا پهلوی است، خطاب من به در حقیقت رهبر مقاومت و جریان مجاهدین سرکار خانم مریم رجبی است و بقیه دوستان دیگه در کاتگوری دیگه، تماما به همین شکل هستش. چیزی بیشتر از این نخواهد بود. شخصا اینطور رفتار خواهم کرد چون چیزی بیشتر از این رو اجازه ندارم بگم، کمتر از این رو هم اجازه ندارم بگم. به عنوان سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت نمیتونم جهتگیری سیاسی و یا در حقیقت المان‌های مذهبی داشته باشم توی گفتار و رفتارم و در حقیقت ببینید خیلی واضح هستش، آن چیزی به بنده گفته میشه، من آن کاری رو میکنم که از من خواسته میشه. من نمیتونم که به یه زمانی مانی مجد نظرات شخصی داشت برای خودش، الان مانی مجد نظرات شخصی نمیتونه داشته باشه و اون چیزی رو باید ارائه بکنه که ازش خواسته میشه. فکر میکنم که فرمایشات جناب مهندس ایلیش رو من در حقیقت اگر اشتباه نکنم پاسخ دادم. خب بریم به اکانت در حقیقت وای. در حقیقت سیاوش جان اگر که شما هستی عزیز دل، اگر میتونی مدیریت بکنی دونه دونه اکانت رو بفرمایید. مرسی، متشکرم. آره من سعی میکنم نگاه کنم به ترتیب ببینم که کدومی که دوستان دیدتر. ببین هم آقای علی قربانی هم جناب وای هر وقت پیش دستشون بالا کردن، یه دوستی هم گفتن من بالا نمیام، یه سوالی رو برای بنده فوروارد کردن، نوشتن که اختاپوس رسانه‌ای لایوش دلیل خاصی داشت که کنسل شد یا خیر. اینو جواب بدیم بعد به آقای قربانی به نظرم و آقای خانم وای تریبون بدیم، من نگاه میکنم اینا دیگه ترتیبا رو سعی میکنم تو ذهنم درست نگه دارم. خواهش میکنم. دقیق کنسل شدن اون دست خوب مشخصه دیگه، برای اینکه در حقیقت وقتی که من ملاقاتی با جناب لیدر محترم ریاست الهی سید محمد حسینی داشتم، تمام برنامه هایی که داشتم رو کنسل کردم
و ایشون هم از من خواستش که تمام برنامه‌ات رو کنسل کن و در حقیقت دیگه حق لایو شخصی و اینها رو دیگه نداری. برای همین بودش که من تمام برنامه رو کنسل کردم. وگرنه دوستی من با جناب مهندس قنبر بزرگوار که انسان بسیار شریفی هم هست، خود سر خودشه، حتی ایشون هم نمیدونه، این اولین باری که شاید اگر ایشون حضور داشته باشن اولین باری که بشنون. علتش این بودش که دیگه من به عنوان مانی من شخصیت حقیقیم وجود خارجی نمیتونه داشته باشه و تنها با اون یک شخصیت حقوقی میتونم که صحبت داشته باشم. بفرمایید سوال بعدی رو. آقای قربانی بفرمایید شما، بعدم عزیزمون وای بفرمایید. جناب قربانی بفرمایید شما. سلام عرض میکنم و تبریک میگم به آقای مجد بابت این سمتی که گرفتن. اول اینکه وقتی که خبر از حالا گذاشتن یک سخنگو اومد، من خیلی خوشحال شدم که میتونیم خیلی راحت باهاتون صحبت کنیم به صورت مستقیم. اما الان توی صحبت‌ها چیزی رو که من حس کردم، حالا شاید اشتباه باشه، این بود که شما حرفی رو نمیخواید از خودتون بزنید و همش منتظری تا یک صحبتی از خود لیدر صادر بشه و ادامه اونو صحبت کنید. اگر شما قرار باشه به عنوان سخنگو با رسانه ها صحبت کنید، رسانه هایی که قرار شما رو به چالش بکشن، قطعا سوال ها از قبل به شما داده نشده تا با لیدر ریستارت هماهنگ کنید. میخوام بدونم که آیا این آزادی عمل و آزادی صحبت رو دارید که بتونید خیلی صحبت رو انجام بدید؟ سوال بسیار 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 خوبی بود. بله، من برای هر مصاحبه یا هر نشستی در هر جایی که باشه قطعا با اجازه و هماهنگی ایشون حضور خواهم داشت، ولی در حیطه وظایف خودم اختیاراتی دارم که نمایندگی در حوزه اختیارات خودم دارم. بله، میتونم نظراتی رو که ایشون متقابلا زمان گذاشتن منتقل کردن رو به این از عزیزم و به این بزرگوار هم منتقل بکنم. فکر کنم که پاسخ دادم سوالشون. درسته جان قربان؟ اوکی، خوب دارم. خب نفر بعدی توی تلگرام بفهمون. جناب وای سلام و درود. درود عرض ادب دارم خدمتتون جانم. یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم این در سخنگو بودن شما در راستای یعنی شکست سد سانسوره یا چیز دیگه‌ای هست که انشالله این مورد باشه. جواب این سوال رو نمیدونم، اجازه بفرمایید که از لیدر محترم ریستارت میپرسم. خدمت شما بزرگوار عزیز، چون که ما خیلی وقت منتظر رسانه هستیم. یادمون نره لیدر محترم ریستارت یه پیامی دادن، این پیام رو من عیناً بازخونی میکنم براتون اگر که جسارت نباشه خدمتتون، که در تو آخرین پیامی که در تلگرام دادن یک اشاره خیلی مستقیم به این موضوع داشتن. ببینید ایشون فرمودن که بله، ایشون فهمیدن که ما برای تغییر رژیم احتیاج به رسانه نداریم و رسانه نداشته باشیم رژیم عوض نمی‌شود. این دوتا اصلا متضاد همدیگه نیستش، خیلی هم مترادفه. چون حالا صحبتی که خیلی جالب بود صحبتشون، فقط پرسیدم در این راستاست یعنی کار شما یا نه. همین، حتی من پیشتر توی اینستاگرام عرض کردم که هدف یعنی هدف از انتخاب بنده چه هست. این هستش که راه گفتگو برای دیگر مجموعه‌های سیاسی رسانه‌ها باز باشه تا در حقیقت بهانه‌ای برای آینده نداشته باشن که بگن راه ارتباطی وجود نداشت. ممنون و متشکرم. سپاس از شما. نفر بعدی. اجازه هست؟ خب سلام و درود. می‌خواستم بدونم که برنامه گاولوژی آیا واقعا برای مردم عادیه یا واقعا برای یه ریستارتیه؟ حالا من که خودم یه ریستارتی نمیدونم، ولی تا جایی که بشه سعی میکنم که حالا بیشتر توی فضای عادی یا فضای مجازی که زیاد کار زیاد مشغول نیستم چون وقت نمیکنم، ولی هر جا که میرم چون با مردم سر کار دارم سعی میکنم که حرفای لیدر رو به گوش مردم برسونم، ولی نمیتونم مستقیم بهشون بگم چون که خب در خطر هستم دیگه، یه جوری مثلا موقعیت خودم مناسب نمیدونم که اسمشون رو بیارم، ولی مثلا توی جای خصوصی مثلا جاهای نزدیک مثلا خیلی نزدیک میارم، ولی جایی که عمومی هست نه. میخواستم بدونم این برنامه واقعا برای مردم عادیه یا برای بچه های ریستارتیه، یکی این، و دو این که میخواستم بدونم نقش یکی دیگه استارتی واقعا در صفحه مجازی چیه؟ این که مثلا آیا واقعا فایده‌ای داره این مردم خودمون مثلا انقدر
تبلیغ میکنیم، حالا من که خودم نه بقیه بچه ها اینقدر تبلیغ میکنن، سر و کله میزنن، آیا واقعا کسی هست گوش کنه این حرفا رو؟ آیا واقعا تاثیر داره؟ من واقعا فکر میکنم که تاثیرش واقعا توی فضای مجازی مثلا توییتر خیلی کمه، چون که کسی نیست گوش شنوا داشته باشه. مثلا فکر میکنم همون برنامه گاولوژی باشه واقعا عالی هستش، چون که بیشتر مردم با جعبه جادو همون تلویزیون میگن، خیلی مردم گمراه هستن الان، خیلی میتونه اون برنامه به صورت زنده حالا یا به صورت ویدیو به مردم کمک کنه. اگر واقعا مردم نیاز هست که اطلاع داشته باشن در مورد آیندهشون و اینکه رژیم بعدی چی میخواد باشه، چون الان واقعا من هر کی صحبت میکنم به هر کی هر چی میگم یا اینم مثل اونه، اینم مثل اونه، این خوب نیست، اینم خوب نیست، مثلا اینجوری مثلا سردرگم هستن. و دیگه اینکه در مورد اگه واکسن هم اگه توضیح بدید تو مثلا آقای واقعا چه جوریه، چون من که خودم به شخصی نمیزنم، حالا خواستم اینم واقعا جبهش چه جوریه. همین، متشکرم. خواهش میکنم، سپاس از شما. یکی از سوالاتی رو پرسیدین که من مستقیما ازشون پرسیده بودم در مورد واکسن کرونا. عرضم به حضورتون که در مورد برنامه گاولوژی که فرمودی، من اول عرایزم عرض کردم، من در جایگاه فقط سخنگوی اپوزیسیون ریستارت هستم، نه در ریستارت جناب سید محمد حسینی، بچه های ریستارت و نظایر هم، که دوتا سوال اول شما مربوط میشه به شخص جناب سید محمد حسینی و برنامه های ریستارت، که خب قطعا بنده صلاحیت پاسخگویی به این سوال رو ندارم و نمیدونم هم که بخوام پاسخ بدم. اما در مورد واکسن کرونا که فرمودین شما، یه چیزی هم بگم در مورد حوزه مجازی، ایشون چون یه فرمایشی داشتن، من استناد به فرمایش مستقیم ایشون میکنم، که فهمودن که دنیای دیجیتال یا دنیای مجازی امروز بسیار بسیار حقیقی تر از دنیای حقیقی هستش. افرادی که الان واقعی، مثلا میگم کلمه واقعی را استفاده میکنن، چون حقیقی با واقعی فرق داره. حضور حتما اگر که خواسته شده از بچه‌ها در این فضا حضور داشته باشن، حتما لازمه که حضور داشته باشن، تأثیراتی رو که باید بذارن حتما میگذارن، ولی کسی از پلن‌های ایشون با خبر نیست و فقط خودشون میدونن که چرا و چگونه در حقیقت چه پلن‌هایی رو چیدن. کمون که عرض کردم، حضور خود بنده در این جایگاه نشون دهنده این هستش که ایشون رصد میکنن و میبینن و در حقیقت منتظر هستن که برای اون چیزهایی که اون پلنهایی که مد نظرشون هست، مهرهای لازم رو انتخاب بکنن. خب این مهرها قطعا از میان خیشاوندان و اطرافیان و دوستان ایشون که نخواهد بود. شما اپوزیسیون خرد و اندیشه هستیم و قطعا در اپوزیسیون خرد و اندیشه افرادی حضور پیدا میکنن که جایگاه های خردمندانه داشته باشن و این خردمندی افراد مشخصا از توی کلام و گفتار و رفتارشون نمایان خواهد بود. اما برگردیم به سوال اصلی شما در مورد واکسن کرونا. من این سوال رو مستقیم از ایشون پرسیدم و ایشون، من عین فرمایش ایشون رو عرض می‌کنم خدمتتون، که فرمودن که این مسئله کاملا شخصیه، در حوزه پزشکی هستش و علل قاعده ریستارت از آنجا که نامش هم هست برنامه علمی عرفانی، در حوزه‌های علم و نظایر هم دخالت نمی‌کنن و یه حوزه شخصی هستش که افراد با عقل و خرد و اندیشه خودشون میتونن که تصمیم بگیرن که چه کاری رو انجام بدن. سلام آقای مانی، خیلی ممنونم از شما که این وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار تمام به همه عزیزان دارید میدید. ببخشید صدای من پخش میشه حالا یا نه؟ بله شما به عنوان اینکه به عنوان یه سخنگو توی اپوزیسیون ریستارت انتخاب شدی و اپوزیسیون ریستارت یه اپوزیسیون میلیونی هستش، این به عنوان یه شخصی که از حالا از دور دارم نگاه میکنم یه موضوع رو، بهتر این نیستش که خود لیدر عزیزمون به صورت تصویری یا مکتوب یه برگه یه مکتوب شده یه چیزی رو ارائه بدن تو همون کانال تلگرامشون که بگن شما به عنوان یک سخنگو انتخاب شدید؟ چون حساب کنید یه فرد عادی هیچ اطلاعاتی هیچ چیزی نداره، همینطور وارد میشه و خود ما هم به مدت طولانیه که از لیدر عزیزمون هیچ خبری نداریم و واقعا حالا خود منم نگران هستم. حالا شما گفتید این سکوت ایشون به خاطر باهوش بودنشونه، به خاطر باهوش بودن ریستارتیا هستش،
ولی از لحاظ دیدگاه شخصی من خب هیچ وقت من نمیتونم به لیدرمون بگم خب این کارو انجام بدن یا نه. از لحاظ یه شخصی که یه دیدگاه شخصی دارم این درست به نظر خودم اینطور میاد که یه مطلبی رو به صورت تصویری حتی یک دقیقه این به ارائه بدم به تلگرام که خودشون اونجا بگن که شما به عنوان یه سخنگو انتخاب شدید که تمام شبه ها یا هر چیزی که هستش از تصورات مردم بره بیرون و این به این معنی نیست که من شما رو رد میکنم یا شما رو تایید میکنم، فقط یه سوالیه که هی تو ذهن من داره میچرخه و نظر شخصی من اینه که این به هیچ عنوان به باهوش بودن به هیچ روی استارتی مربوط نیستش که لیدر عزیزمون یه توضیحی در این زمینه بدن. ممنونم از شما. مرسی، سپاس اشکال عزیزم. من با اجازهتون میکروفون شما رو میبندم عزیز چون تداخل ایجاد نکنم. عرضم به حضورتون که ببینید من این رو البته پیشترم پاسخ دادم. آیا میدونیم که پیام تصویری وجود داره یا نداره؟ قطعا رام اینجا اگه میشه میکروفونتون رو ببندین، الان هر زمان که به شما برسه میکروفونتون رو باز بفهمید. میترسم عرضم به حضورتون که آیا پیام تصویری وجود داره یا نداره؟ آیا اگر شما میدونین به من بگین و اینکه آیا میدونین که ایشون نمیخواد بزودی این کار رو بکنه یا نه. ببینین اینی که شما میفهمید مثلا بیان به صورت یک دستخط نوشته چیزی بگذارن خب چه فرقی میکنه؟ ایشون رسما تو توی پیام طریق تلگرامی خودشون این رو به صورت خیلی واضح و مشخصا اعلام فرمودن دیگه، در همه کانال ها پست نیوز و کانال های شب خیران و در حقیقت کانال تلگرامی ریستارت این رو عنوان کردن. حالا پذیرش و عدم پذیرش این دیگه به خرد دوستان برمیگرده، اینکه زمانی بود عرض کردم اگر که فقط توی پستونیوز یا فقط توی شب خیران میومد این یک پلیتیک بود و قطعا شما عزیزان میتونستیم که و به حق بود این سوال و در حقیقت این نگرانی که میتونستیم در حقیقت شبهه داشته باشیمش، ولی که ایشون خودشون فهمیدن اگر مطلبی در هر سه کانال اومد قطعا تایید و حمایت ایشون کشون مجموعه وجود داره. عزیزه خب جناب رامین در خدمت شما هستم، بعدش آقای علی گلی و کانال خرد جمعی فکر می‌کنم در جمع هستن که بعدش هم صدای این دوست بزرگوارمون میشنن. رامین جان در خدمت شما هستم. سلام مانه جان. در خدمتم، عرض ادب. سلام از بنده. سلام، حالتون خوبه؟ من عذر می‌خوام اینترنتم یه خورده ضعیفه، اونورم تو اینستا اومدم بالا نتونستم صحبت کنم. عرض کنم خدمت شما من نمیدونم بچه‌ها چه سوالایی پرسیدن یا نه. میگم اینترنتم ضعیف بود نتونستم چک کنم. منتهی مراتب یه سری پیامای کلا تو این چند سال، حالا چه توییتر لیدر چه موقعی که فیسبوک و حالا تو همین تلگرام کانالای خودمون که داریم میزدن، چیزی که ما میدونیم اینه که سازمانهای امنیتی دنیا چه حالا مثلا داخل ایران کل دنیا دارن رصد میکنن فضای حاکم بر ریستارت رو دارن رصد میکنن بله. و هر پیامی که لیدر داخل شبه خیران ریستارت یا جای دیگه میذاره ما باید به فوتون پشتش توجه کنیم. عرض کنم خدمت شما خیلی از این پیام ها کلن جنبه گمراهی داره، پیامایی که داخل کانال ها میذاشتن. منتهی مراتب شما الان به عنوان سخنگو انتخاب شدین مانی جان، ببین پیامی که شما میدین کاملا هماهنگ شده با لیدره، درسته؟ باید اینطور باشه برای قولم. دقیقا. بعد عرض کنم خدمت شما که نمیتونیم که شاهد این باشیم که شما پیامی رو بدی اعلام بکنی و بعد دو روز دیگه تکذیب بکنه کانال ریستارت شب خیران یا نه. این یه جوری میخوام ببینم احتمال این کار اصلا وجود داره؟ وظیفه سخنگو همچین چیزی هست اصلا؟ خواهش میکنم، سوال درستیه نوان، برای اینکه من اول عرایزم عرض کردم این رو که وظیفه سخنگو تعریف شیر، حتما لایو اینستاگرام رو ببینید چون تعریف کردم اونجا. یک سخنگو بازتاب دهنده نظرات اون مجموعه است در نهایت و بدون اجازه و نظرات اونها سخن نمیگه، پلیتیک نمیتونه بزنه، نظرات سیاسی خودش رو حق دخالت و ورود نداره و عرضم به حضور آن چیزی رو میگه که در بالاترین سطح ممکن باید پابلش بشه برای رسانه‌ها و دیگر مجموعه سیاسی و قطعا چنین جایگاهی رو بنده حقیر برای پلیتیک زدن یا چنین چیزی ندارم. و اینی که نکته رو در وجه داشته باشین، ایشون جناب استاد حسین بارها فرمودن آن چیزی که در کانال ریستارت پس نیوز و شب خیران هر سه اینها میاد تایید و حمایت ایشون رو پشتش داره
و پلیتیک در جاهای دیگه است، نه در کانال ریستارت. علی گلی عزیز در خدمت شما بفرمایید. قبل از که علی جان صحبت کنن، دو تا سوال اومده در حیطه وظایف شما. یکی گفتن که ضمانت اجرای قوانین امپراتوری کوروش بعداً چه خواهد بود اگه بیاد اجرایی بشه. یکی دیگه از دوستان پرسیدن پیش بینی اپوزیشن ریستارت از وضعیت موجود تا دو ماه آینده چیه. این دو تا هم بگیم، بعد علی آقا بگم، بعدم خرد جمعی و UL_IL. بسیاری. ببینید در مورد عرض کردم، من نمیتونم نظرات شخصی خودم رو عنوان بکنم پیشتر، چون جناب سید محمد حسینی لیدر محترم ریاست در این رابطه صحبتی نکردن، حتی اگر هم بدونم اجازه پاسخگویی در این حوزه رو ندارم. من یادمون نره بچه ها و خود من باید پشت سر ایشون حرکت کنیم، نه جلوتر از ایشون حرکت بکنیم. و اگر که ایشون مطلبی رو عنوان کردن میتونیم استناد بکنیم بشه، و اگر که مطلبی عنوان نشده قطعا جایگاهی برای استناد وجود نداره. هر دو سوال این بزرگوار در همین کاتگوریه. من یا نمیدونم و یا اگر هم میدونم اجازه پاسخگویی به این سوال رو ندارم، چون لیدر محترم ریاست در این رابطه به صورت مستقیم صحبت نکردن. علی آقا در خدمت شما هستم. سلام جناب معنی مجد عزیز، دیگر دوستان گرامی، که میخواستم بگم که چه حیف که حالا ما این فضای گفتگوهای شما رو دیگه از دست میدیم، لعنت به این فضای کثیف سیاست، ولی خب به هر حال لازمه. من میخواستم بگم که خب من مدت ها منتظر این شروع سازماندهی بودم و امیدوارم و خوشحالم که اگر این روند شروع شده باشه، چون که ما قبلا وندتاها رو داشتیم، ریستارتی ها رو داشتیم، 7777 رو داشتیم. یه سازماندهی هایی بوده به صورت ناشناس، ولی سازماندهی که به عنوان تعیین افراد و نقش ها باشه، من فکر می‌کنم اتفاقا یه حرکت مثبته و خوشحالم که شروع شده. ولی همونجوری هم که قبلا خدمت شما دیگر عزیزان گفتم، من توقعم اولا نقد من به آقای حسینی اول از همه بعد به شما، اینکه ببینید ما وقتی میگیم سخنگو به فردی گفته میشود که جهت اطلاع رسانی و پاسخ به پرسش های رسانه ها و افکار عمومی از طرف تشکل مطبوع خود انتخاب میشود. من بحثم از طرف تشکله هست. وقتی از طرف آقای حسینی شما انتخاب شده باشی به عنوان سخنگو، ما اولین باری هست که یک فردی غیر از شخص لیدر داره معرفی میشه. چرا باید این اتفاق به یه صورتی بیفته که شما به عنوان سخنگو بیای بگی من سخنگو هم و ایشون از اول خودش نیاد اعلام کنه؟ این نقد منه. حالا به قول شما شاید این تصویر بیاد، منم تا اون موقع منتظرم و نه شما رو رد میکنم نه تایید میکنم و مشکل من با شخص شما نیست. نکته بعدی که حالا میخوام به هم عزیزان موافق هم مخالف بگم، موافق و مخالف انتخاب شما یا انتخاب به این نفع هست، یه عده از عزیزان نقد به شما به شخص مانی مجد وارد میکنن. من پاسخم به این عزیزان اینه، شما یه نفر بی نقص معرفی کن تا ما اونو بیاریم بکنیم مثلا نمیدونم سخنگو یا هر شغل دیگه که شما میگین. نقدها و نقصها ممکنه موجود باشه، خب من به خود آقای حسینی هم نقد دارم، ولی امروز گزینه‌ای بهتر از اپوزیسیون ریستارت نمیابم که برم تو زمینه سیاسی بهش ملحق بشم. خب اگه من خودم رو توی صفحه یه اپوزیسیون قرار میدم، انتخاب فرماندهش رو قطعا میپذیرم. من مشکلم با نوع اعلام یه همچین اتفاق مهمیه که برای اولین بار یه فرد معرفی میشه غیر از لیدر. بحث بعدی هم دسترسی هستش که من بنده شخصا و خیلی از کسای دیگه که میشنوم هیچ راه دسترسی و مکالمه‌ای با آقای حسینی نداریم. امیدوارم که راه مکالمه با شما رو هم به این راحتی که تا امروز وجود داشته از دست ندیم، حالا که وارد فضای شخصیت حقوقی میشیم. و همین دیگه، این نقد رو دوست داشتم به شما برسونم که هم به شما هم به آقای حسینی هست و به گوش ایشون برسه که این اعلام سخنگو، من نظر من اینه که باید از طرف مقام بالاتر تفویض بشه و این بیان برای عموم واضح باشه. خب حالا من تو جایگاه خودم نقدم رو وارد میکنم، اونشون هم حتما تو جایگاه خودش پاسخی برای این داره. نکته بعدی هم که سوالی داشتم،
آیا شما به عنوان سخنگو که حالا اگه تایید ایشون به صورت کتبی اومده، امیدواریم که به صورت رسمی و تصویریش هم ببینیم، آیا شما فقط تو مفهلای عمومی و رسانه‌ای و جاهایی که به گوش همه خواهد رسید سخنگوی اپوزیسیون ریستارتی، یا ممکنه توی مفهلا و صحبت‌های پشت درهای بسته و در سکوت رسانه‌ای و که به گوش کسی عموم نرسه هم ممکنه سخنگوی اپوزیسیون باشین؟ این هم یه نکته‌ای بود که دوست داشتم شما توضیح بدید. ممنونم از فرصتی که دادین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. درود به همه عزیزان. سپاس علی آقای گل، چند تا سوال خوب پرسیدین. عرضم به حضورتون که قبل اینکه به جناب آقای خرد جمعی، کانال خرد جمعی برسیم، من پاسخ علی آقا رو بدم. حوزه‌ای که مربوط به نقد لیدر محترم ریاست بود که خب به ایشون نقد کردین، خب قطعا بنده که پاسخ نیستم، چون ایشون شفته حقیقی و حقوق خودشون رو دارن، من شفته حقیقی و حقوق خودم، ولی قطعاً چون پیش از این شما این رو بفهمایین گفتگویی که با ایشون داشتم همه اینها رو منتقل کردم پیشتر و ایشون در جریان این هستن. عرض به حضورتون که اما در مورد سوال شما، ببین قطعاً مانی منش به عنوان سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریاست محفل خصوصی نخواهد داشت. ایشون تعریف کردن در برنامه هاشون جایگاه سیاسی افراد رو و جایگاه ها رو مشخص کردن به برنامه آخر رقیقت ریاست اجرا میدم شما دوستان بزرگوار رو، که مشخصا معلوم افراد در جایگاه و زمانهایی که اون حضور در اون جایگاه سیاسی و حقوقی رو دارن که پاسخگو هستن. بعد از اون نه، مانی من قطعا اگر در جایی حضور پیدا بکنه، توجه داشته باشین بنده بدون اجازه ایشون نه در کمپوزیسیون شرکت خواهم کرد، نه در نشستی، نه در مصاحبه، هیچ جا بدون اجازه ایشون نخواهم. یکی از دلایلی که از فضای رسانه‌ای و فضای عمومی بنده حقیر رو دیگر نخواهید، اصلا علتش همین هستش، برای اینکه این پوزیشن یک پوزیشن جایگاه حقوقیه و نمیتونه که نظرات شخصی شخص حقیر رو منعکس دهنده در حقیقت اون مجموعه بدونه. خیلی واضح هستش این فرمایش. اما اینکه آیا نشست‌های محرمانه ای هست یا نه، این رو واقعا نمیدونم جناب علی آقای عزیز، و قطعا ازشون میپرسم. اگر که پاسخی در این حوزه داشتن حتما خدمتشون بزرگوار عرض میکنم. در خدمت کانال خرد جمعی هستم، دوست بزرگوارمون، میشه فرمایشات شما عزیز. سلام خدمت شما مانی جان و خدمت شنونده عزیز. من یه چند تا مسئله داشتم، اگر که اشکالی نداره و اجازه هستش من اینا رو مطرح بکنم، بعد اگر پاسخی لازم بود بفرمایید. در خدمت هم آقای نمای عزیز. خدمت از ماست. ببینید حالا یه سریشو بچه ها عنوان کردن، یعنی یه سریشو حالا من جوابم رو گرفتم، اونا رو حالا نمیپرسم، ولی تو یه سریش هنوز مسئله دارم من. بحثی که هست اینه که حالا کانال شب بخیر ایران و پستو نیوز مثلا خبر سخنگو شدن شخص مانی مجد، یعنی شخص شما رو خبرش رو میزنه، این یه چیز طبیعیه و هر ریستارتی که بقیاره اون رسانه رو دنبال میکنه بعد این موضوع رو بپذیره که خب چنین شخصی سخنگو شده، یعنی خبر رسمی اعلام شده در کانال خود حسینی و کانال خبری پستو نیوز. اما موضوعی که هست که باعث میشه که یک سری چیزها شک برانگیز باشه، فعالیت عجیب پستو نیوز در چند هفته اخیر بوده و این حداقل برای شخص خود من ایجاد سوال کرد در مورد این موضوع. نه که بخوام با شخص شما مشکلی داشته باشم، من واقعا خیلی احترام به شما میذارم و هیچ مشکلی با شخص شما ندارم، صرفا این مسئله ایه که در مورد بحث سخنگویی شخص شما برای من پیش اومده. حدود فکر میکنم 3 هفته است که آقای حسینی هیچ پیام تصویری نذاشتن و حدود 1 هفته قبل از اینکه سخنگویی شما اعلام بشه پستو نیوز عملا هیچ فعالیتی نداشت، یعنی کانال خبری وقتی میگیم مثلا پستو نیوز یعنی اخبار قراره درش گذاشته شه، یعنی 1 هفته هیچ جای جهان هیچ خبری انگار نباشه. 1 هفته پستو نیوز هیچ فعالیتی نداشت و بعد از 1 هفته
میاد مثلا سخنگوی شخص مانی مجد رو اعلام میکنه. ذهنیتی که برای من پیش میاد، یعنی حداقل این احتمال رو میدم، اینه که نکنه مثلا خدای نکرده شخص سید محمد حسینی رو مثلا گرفته باشن یا چه میدونم دیپورتش کرده باشن، یا به حال دولت بایدن دست دموکرات ها تحویل جمهوری اسلامی داده باشه خدای نکرده. یه شبهات اینچنینی که الان بین ریستارتیا خیلی هست، یعنی چند دستگی بین ریستارتیا شده. ریستارتیا که قرار بودن با متحد بشن افتادن همان تو شبکه اجتماعی تو اینستاگرام به جون هم، یکی میگه مانی مجد وزارت اطلاعات، اون یکی میگه نه نمیدونم مانی مجد خود سید انتخابش کرده. هزار جور ماجرا اینجوری بین بچهای ریستارت به وجود اومده و این شک برانگیزه که چرا با یه دونه مثلا یه پیام تصویری خیلی کوتاه توسط خود سید این موضوع اعلام نمیشه که این شک برطرف شه، این درگیری بین بچهای ریستارت برطرف شه. و حداقل حداقل اگر هم که واقعا پیام خود سید این باشه ولی تصویر اینو اعلام نکنه، این راه رو برای به اصطلاح سازمان امنیتی ایران مثل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه باز میکنه که روی این موج سوار بشه تا بخواد ریستارت رو تخریب بکنه. و چنین چیزی نباید، چنین سوتی به اصطلاح سیاسی به نظر من نباید داده بشه در این مورد. این یه نقدی که حالا نسبت به این موضوع هست. و چند تا سوال هم خدمت شما داشتم. یک این که علت این انتخابه چی بوده؟ نه انتخاب شخص شما، علت این که چرا ریستارت میخواد سخنگویی داشته باشه، در حالی که خود سید محمد حسینی همواره هر مصاحبه‌ای بوده یا هر جلسه‌ای بوده شخص خودش به عنوان لیدر همیشه مشارکت میکرده و به اصطلاح جلسات رو برگزار میکرده و مصاحبه رو انجام میده. و اینکه چرا تو این بازه زمانی که تو اوج سانسور ریستارت ما هستیم یهو یک سخنگو باید انتخاب بشه، الان که هیچ اپوزیسیون یا هیچ رسانه‌ای با ما نه مصاحبه‌ای میکنه نه هیچ کسی ما ریستارتیا رو به اصطلاح خبری از همون میزنه یا اطلاعی میزنه، هیچ چالشی هم که فعلا نذاشتیم که بخوایم رسانه‌ای بشیم. تو این اوضاعی که الان ریستارت سانسوره، چرا ما به یک سخنگو احتیاج خواهیم داشت؟ کسی اصلا حرفی از ما فعلا نمیزنه، یعنی تو صد سانسوریم و اصلا از قبل هم بیشتر داریم سانسور میشیم و پیجامون هم داره بسته میشه. با این اوصاف خب سوال واسه من پیش اومده که سخنگو برای چی؟ آیا قرار صد سانسور ریستارت بشکنه یا قرار جلسات یا مصاحبات خاصی بشه؟ خبر خاصی در راهه یا نه صرفا یک سخنگوی گذاشته شده برای روزی که قرار باشه مثلا مصاحبه صورت بگیره؟ این سوال دوم بنده. و اینکه آیا دسترسی به شما چگونه خواهد بود؟ این برای خود من مسئله است، یعنی به عنوان حالا ادمین یه کانال چند هزار نفری که خیرجانی داره فعالیتش رو میکنه، من دوست دارم میتونم با شما در ارتباط باشم، گفتگویی داشته باشم جدا از این فضای صوتی اینجا، یا خیر دسترسی به شما آسون هست یا مشکله و حالا یا به حال پیامی اگر داده بشه سین نخواهید کرد یا چگونه است؟ من این هم برای بنده مسئله است و میخوام که پاسخی اگر که اشکالی نداره به بنده بدید. ممنونم و صحبت بنده تمومه. خوش میکنم. چون شما در حقیقت رپرزنتور چندین هزار کاربر کانال های خودتون هستین، تایم بیشتری رو هم به دوست بزرگوارمون دادیم. در وهله اول انتقاداتی که پستو نیوز وارد کردن، تاکید میکنم انتقاداتی که پستو نیوز هستش، یک بار دیگه من جایگاه خودم رو مشخص میکنم. بنده سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت هستم. در کار مجموعه هایی که منتسب هستن به این حوزه بزرگ اجتماعی، نه حق دخالت دارم، نه این جایگاه رو دارم و نه توانش رو دارم. تاکید میکنم من نه میتونم در مورد ریستارت، در مورد اپوزیسیون ریستارت، در مورد ریستارتی ها به هیچ عنوان حق اظهار نظر یا نمیدونم هدایت، راهنمایی، منیجمنت، هیچ کدوم از اینها رو ندارم. و بنده مشخصا وظایفم در جایگاه حقوقی یک سخنگو مشخصه که پیشتر عرض کردم. پاسخ سوال دوم شما رو نیمای عزیز من تو لایو خودم هم دادم، حالا نمیدونم بودین یا شنیدین یا نه، چرا در این برهه خاص یک سخنگو انتخاب شده. بخشش رو شاید بدونم، بخشش رو هم شاید ندونم، اما آن چیزی رو که میدونم این هستش که ریستارتی ها و همجرد شما هم اشاره فرمودیم در بایکوت خبری هستن و بهانه رسانه ها برای این بایکوت خبری این هستش که ما دسترسی به لیدر شما نداریم. اوکی، الان دسترسی به لیدر ریستارت نداریم و دسترسی به سخنگوی رسمیش که داریم، که اگر حرفی میخواییم بزنیم، صحبتی میخواییم بکنیم، نشستی، گفتمانی، هر چیزی که میخواییم بگیم، راه وجود داره، راهکار قانونی و در حقیقت خیلی آفیشیال و رسمی هم وجود داره. تاکید میکنم پاسخ سوال سوم شما هم در حقیقت در این ادامه عرض بنده هستش. ایمیل رسمی مجموعه speaker
@restartopposition.org. این ایمیلی هستش که به صورت آفیشیال هست و برای این جایگاه در نظر گرفته شده. اگر من نمیدونم، شاید در جای آینده جایگاه ها و در حقیقت المان های دیگری در restartopposition.org این دامنه تعبیه بشه که اونها ایمیل های خودشون رو خواهند داشت. راه ارتباطی بنده همین هستش. قبل از اینکه بنده به عنوان سخنگو انتخاب بشم، قطعا خیلی فضا باز بود و خیلی میتونستیم صحبت بکنیم. خب اگر دوستان ارتباطی نگرفتن، خب کمکاری خود شخص شما، یکی از اون افراد هستش نیمای عزیز، خب چرا تا الان این ارتباط شکل نگرفته بوده؟ خب بعد از این من نمیدونم پروتکل جناب آقای سید محمد حسینی لیدر محترم ریستارت برای شخص بنده به عنوان سخنگو چی هست. شاید ایشون بفهمن که شما تمام ارتباطات شخصیتون با کنسل بشه، شاید میتونین پاسخ مثلا ایمیلاتون رو بدین، پاسخ فلانجا رو ندین. باید صبر بکنم، من از ایشون میپرسم و قطعا این رو اطلاع رسانی خواهم کرد، چون فکر میکنم که سوال درستی هستش برای پرسش. اگر اجازه بدیم دوست آخرمون به نام UL_IL صحبت بکنه، بعد دیگه بریم با بچه های اسپیس باشیم مدتی، چون خیلی وقتی که منتظرم بچه تویتر. UL_IL در خدمت شما هستم. آقا درود بر شما آقای مجد. من نفر اول اومدم بالا در لایو، ولی متاسفانه دیگه تا به اینجای کار یه مقدار مباحث تکراری شد، ولی که من جهت اهمیت موضوع خیلی سریع خواهم گفت. ببینید مطلب اول در مورد همون بحث پسمانیوز بود، که به نظر من کارکرد سیاسیش فوق‌العاده است، ولی که کارکرد سازمانیش دچار مشکل هنوز، با وجودی که گفته میشه یک در واقع نهاد جدا هست، یک رسانه مستقل هست، ولی که واقعا تا کی قراره که ادمین هنوز معرفی نکنه؟ هیچ برنامه‌ای براش وجود داره آیا یا نه؟ و اینکه چرا تا حالا اصلا معرفی نشده؟ ولی خب حالا یه بحثی بود، ولی که نکته مهم اینه که ببینید دوستان اشاره کردن ما راه ارتباطیمون رو از دست دادیم. مثال میگم، در موقعی که با اسرائیل جنگ کرد، حالا نیروهای حمایت مورد حمایت رژیم تروریستی ایران، یکی از پیشنهادهایی که مثلا من داشتم به خیلی از دوستان میگفتم اونا که امکانش رو دارن خب برن در مقابل سفارت اسرائیل و عرض شود که حمایت اپوزیسیون ما رو و آقای حسینی رو نشون بدن عملا. ولی که دوستان میگفتن که خب ما نیاز به اجازه مستقیم آقای حسینی داریم و دوستان بلا تکلیف بودن، هر چقدر پیام میدادن پاسخی داده نمیشد. ما خیلی دوستانی داریم که واقعا چندین سال فعالیت داشتن و هنوز پاسخشون دیگه یک سالی تقریبا داده نمیشه. خب چی کار باید بکنیم اگر این شرایط دوباره تکرار شد؟ ما چطور میتونیم ارتباط بگیریم؟ چه باید کرد واقعا؟ و یکی اینم که خب به حال شاید بعضی از دوستان ایده هایی داشته باشن در حوزه های مختلف، حالا یا در هر حوزه ای، آیا شما منتقل کننده این ایده ها خواهید بود؟ این مسئولیت رو به عهده خواهید گرفت یا خیر؟ سپاس از شما. عرضم به حضورتون که پیشتر عرض کردم ایلیای عزیز که وظیفه سخنگو در حقیقت ارتباط و گفتمان با رسانه ها و دیگر مجموعه های سیاسی هستش. این یک ارتباط دو سویه با خود مجموعه نیستش. ببینید توجه داشته باشین، مدیر روابط عمومی معمولا در اپوزیسیون ها و مجموعه ها کارش این هستش که بازتاب دهنده نظرات و انتقال دهنده صحبت ها و نقد ها به اون مجموعه هستش. صندوق پیشنهادات و انتقادات همیشه یه مجموعه از روابط عمومی هستش. ولی به عنوان که کسی که اولین لایو رو داشتم که با در حقیقت خواسته شد که این لایو رو داشته باشم، بخشی از نظرات رو که در حقیقت دوستان اشاره کردن منتقل خواهم کرد. آن چیزی رو که لازم هست بپرسم از ایشون حتما میپرسم و اگر که پاسخی باشه که لازم باشه که ارائه بکنم حتما ارائه میکنم. راه ارتباطی رو هم عرض کردم خدمتتون، بچه‌ها و دوستان دیگر میتونن از این طریق ارتباط داشته باشن و اون نظرات و انتقادات یا پیشنهادات یا هر چیز دیگری که باشه از همین لینک در حقیقت انتقال داده میشه. در مورد ببین، اگر که ایشون چیزی در مورد خاص، در مورد یک موضوع خاص چیزی نفرمودن، حتما قرار نیست که یک نکته رو اشاره بکنن. تأکید میکنم، تو لایو هم عرض کردم یکی از دلایل سکوت جناب آقای سید محمد حسینی همین شماها بچه های بسیار باهوشی هستین که لابلای خطوط رو با دقت و با ظرافت بی نظیری میخونین و میدونین که در حقیقت تحلیل های درست چی هست و اون رو ارائه میکنین گاهن، و این ارائه کردنش الزاماً خیلی به نفع ماها نیستش. ببینین ایشون یه سری چیزهایی رو میدونن که ماها نمیدونیم، از بازی ها خبر نداریم
و در حقیقت ما نمیدونیم که چه اتفاقاتی اون پشت قرار بیفته، نظر ایشون چی هست و چه کار میخوان بکنن. قطعا اگر لازم باشه که اعلان عمومی بشه یا پیامی برسه یا ایشون مستقیما خودشون طبق روال سابق خواهند داشت یا از طریق حقیر اعلام میکنن، یا اگر نشستی باشه، گفتمانی باشه، مصاحبه، هر چیزی که باشه، قطعا از طریق لینک های مربوطه اعلام خواهد شد. اگر اجازه بفرمایید بریم به بچه های توییتر که خیلی وقت منتظرشون هستیم. به ترتیب کسانی که حضور دارن، من فقط خواهش، چون ریکوست های من توی صفحه توییتر بسیار زیاده و متاسفانه توییتر امکان اسپیکر شدن حداقل 10 تا 12 نفر رو میده. مانی عزیز صدای من رو دارید؟ بله بله، صدام روی اسپیکر. بچه های تلگرام هم میتونم بشنم. سپاسگزارم ازت. عرض سلام درود دارم و تبریک تو امن. و من فقط یه نکته رو میخوام اشاره کنم مانی عزیز. فکر میکنم در مورد تعداد افرادی که منتقد شما هستند یه اغراقی داره صورت میگیره، حداقل به جرات میتونم بگم توی توییتر توی این مدت زمانی که حداقل من دیدم، افراد منتقد به شخص شما و سمت شما حدوداً 2-3% در حتی قبل از تایید لیدر در بهترین شرایط میتونم بگم 5% بود که بعد از تایید لیدر به 2-3% نزول پیدا کرد. یه مقدار من فکر میکنم داره بی‌انصافی میشه که این دو جبهه‌ای اصلا حداقلش من نمیبینم توی توییتر. به همین دلیل میخواستم به این نکته اشاره کنم. و مانی عزیز، الان یه سری از دوستان سوال پرسیدن، البته که خیلی از سوالها جواب داده شد، سپاسگزارم ازت. بعد یه سری از دوستان سوال کردن که ما به چه صورت میتونیم با افرادی مثلا چون مشخصا نام بردن اسمشون رو میبرم، مثل آقای بیژن کیان، چه روی کردی میتونیم داشته باشیم؟ چون به عنوان مثال 2 روز پیش خانم مهتاب در یک اسپیسی که خوشبختانه ضبطم شد و از آقای بیژن کیان در مورد اپوزیسیون ریستارت پرسیدن، ایشون مشخصا مؤلفه های اپوزیسیون ریستارت رو نام بردن و اتفاقا کاملا اشراف داشتن به این که اپوزیسیون ریستارت، لیدر اپوزیسیون ریستارت پیشگویی هایی کرده و اتفاقا این پیشگویی ها به وقوع پیوسته، ولی کماکان از بردن نام اپوزیسیون ریستارت هراس داشتن و اسم اپوزیسیون ریستارت رو به زبون نیوردن. چه روی کردی غالبا ما میتونیم با این افراد داشته باشیم؟ من دیگه صحبتی ندارم، میرم پایین که سخنان شما رو بشنویم. سپاس گذارم. مرسی. سپاس از راوی دادگستر عزیز، رسول دوست بزرگوار. عرضم به حضورتون که من پیشتر هم این رو عرض کردم، در جایگاهی نیستم که بخوام به افراد در مجموعه اپوزیسیون ریستارت بخوام نظراتی رو ارائه بکنم، چون چنین جایگاهی رو ندارم. علاوه بر این دوستان با خرد خودشون تصمیماتی رو که میگیرن قطعا درست بود هستش، و اگر که نیاز به اصلاحی باشه یا حرکت در جهت دیگری باشه قطعا پیام هایی خواهد رسید و یا پیغام های ارسال خواهد شد تو این حوزه. ببینین، آنچنان که میدونیم هممون این هستش که تمام اپوزیسیون ها، این رو با قدرت تمام دارم عرض میکنم، تمام اپوزیسیون های سیاسی مجموعه ریستارت رو بسیار به خوبی میشناسن و میدونن کی هست چی هست، و در اسم نیاوردنشون هم دلیل داره. اتصال هر کدوم از این جریانات به یک جریان نهاد اطلاعاتی امنیتی جهانی هستش که اهداف خودشون رو دارن پیگیری میکنن، و خیلی از اینها اجازه نام بردن از این مجموعه رو ندارن، چون براشون در حقیقت موزلاتی رو به همراه خواهد داشت که دیگه خب سری فانداشون ممکنه قطع شه، ممکنه سری اتفاقات این شکلی براشون بیفته و و امثاله هم که خب خیلی راحت نیست براشون این موضوع. ولی خب اینه که جانم مالجان، من یه نکته بگم عزیز این وسط، چون کلمه فاند رو استفاده کردیم، منظور بودجه هستش. شاید بعضی از دوستان کلمات انگلیسی رو خیلی نشناسن، بودجهشون از جاهایی میاد که ممکنه قطع بشه به علت اینکه از ریستارت صحبت بکنم. بله بله، من مرسی، سپاس از شما. من باید یکم روی
متاسفانه کلمات فارسی رو باید بیشتر کار بکنم، عذرخواهی میکنم به عنوان سخنگوی مجموعه. این در حقیقت ایراد به بنی حقیر وارد هستش، تلاش هم میکنم که رفع بکنم این رو سریعتر. بله، این هستش که تمام مجموعه سیاسی و اپوزیسیون ها کاملا آگاه هستن، میشناسن، الان هم نه، برای خیلی زودتر از ماها این رو میدونستن و کاملا میشناسن. حرف نزدنشون هم دقیقا در همین کاتگوری و المان میگنجه و میگم که دیگه خیلی واضحه دیگه، چون اهدافی رو دارن که باید انجام بدن. حالا اینکه ما چه کار باید بکنیم، چه کار نباید بکنیم رو که پیشتر عرض کردم که بچه‌های ریاستی اینقدر خردمند و باهوش هستن که برایند خرد جمعی این افراد آن چیزی رو نتیجه میده که باید بده، و بنده حقیر بسیار بسیار کوچکتر از اون هستم که نه اجازه شو دارم، نه اصلا خودم در این حد میبینم که بخوام به این عزیزان راهکاری رو بدم و یا خدا نکرده بخوام هدایتی انجام بدم تو این حوزه. خب اکانت ایتی در خدمت شما هستم. درود، صدا دارید؟ بله قربان صداتون هست، یکم بلندتر حرف بزنین، عالی میشه که بچه های تلگرام هم بشنون فرمایش شما رو. در لایو و اسپیس های قبلی موضع حضرت عالی این بود که لازم سد سانسور رسانه‌ای به هر طریق شکسته بشه و به زور هم که شده خودمون رو به فضای رسانه‌ای تحمیل کنیم و به اونها ورود کنیم. امروز ما شما رو در کسوت سخنگوی رسمی اپوزیسیون داریم. برای تحقق این هدف و شکستن سد سانسور قرار شما با رسانه ها مکاتبه کنید و درخواست حضور در اونها رو بدید و یا منتظر دعوت اونها میمونید. و اگر طبق رویه گذشته این رسانه ها سانسور همچنان ادامه داشت و هیچ رسانه ای ابراز تمایل برای حضور شما و شنیدن صدای ریستارت و طرح سوال از حضرت عالی رو نداشت، اپوزیسیون ریستارت چه پیش بینی بر این حالت داره؟ عرضم به حضورتون که انقدر این سوال هوشمندانه بود که متاسفانه اکانت ایتی بخشی از پاسخ شما رو نمیتونم بدم. میگم من هر باری که با شما بزرگواران صحبت میکنم متوجه میشم که کلام ایشون رو بیشتر متوجه میشم که ایشون یکی از، حالا شاید لازم باشه اینجا بگم، یکی از در حقیقت هدایتی که به بنده حقیر کردن این بودش که در برخورد با بچه ریستارت بسیار احتیاط بکن، چون اینها آن چیزی رو میبینن که تو نمیدونی و خیلی باهوشتر از این حرف هستن که شما فکرشو بکنی. و الان میگم هر باری که با شما بزرگواران صحبت میکنم این حقیقت برای من هی بزرگتر و بزرگتر و نمایانتر میشه. قطعا بنده به هیچ عنوان درخواست برای مصاحبه با هیچ رسانه‌ای رو نخواهم داد. مجموعه اپوزیسیون ریستارت قطعا این کار رو نخواهد کرد. ما گیرنده پیشنهادات هستیم از رسانه‌ها و دیگر اپوزیسیون‌های سیاسی اگر که تمایلی برای گفتگو داشته باشن. تأکید میکنم برای اینکه فردا روز ادعا نکنن راهکار و راهی برای ارتباط با این مجموعه وجود نداشته. فکر میکنم که بازیخوانی هاتون رو میتونین درست بخونین و اون چیزی که باید متوجه بشین متوجه شدین. نه قطعا از طرف بنده حقیقی هیچ زمانی چنین حرکتی قرار نخواهد گرفت. قسمت دومش که اگر هیچ کس تمایلی نداشت برنامه اپوزیسیون چیه؟ عرض کردم این بخش رو من نمیتونم پاسخ بدم ایتی عزیز، ولی قطعا برنامه وجود داره براش. تاکید میکنم جناب سید محمد حسینی تو پیام آخرشون فرمودن که ما برای تغییر رژیم به رسانه احتیاج نداریم. امیدوارم که متوجه عرض بنده شده باشین. بسیار عالی. اکانت کنترل آلت دیلیت. سلام و ضمن سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما و تک تک بچه‌هایی که اینجا حضور دارن و عرض تبریک خدمت شما جناب آقای مجد عزیز. من یه سوالی از شما داشتم، میخواستم ببینم که بازخورد این خبر مهم توی این چند روزه نسبت به این خبر چطوری بوده؟ من خیلی دوست داشتم که اینو از زبان خودتون بشنوم. ممنونم، من زیاد سوال نمیکنم. خواهش میکنم، سپاس دوست بزرگوارم. بازخورده اون چیزی بود که انتظارش میرفت عزیز، یعنی قطعا مشخص بودش که اگر که خبر به این صورت پخش بشه اول چه اتفاقی میفته بعد چه اتفاقی میفته. بازخورده بچه ها رو میدونستیم، حدس میزدیم و میگم دوستان بسیار خردمندانه عمل کردن. یعنی من وقتی توییت ها رو میخوندم، یکی از توییت ها بودش که همزمان به من تبریک و تسلیت گفته بودن که فکر میکنم که خیلی خردمندانه ترین صحبت در این حوزه واقعا همین هستش که چون چنین جایگاهی به هر حال
چیزای خودش رو داره، یعنی مصائب خودش رو هم داره و به نظر من خیلی ساده انگارانه است اگر فکر بکنیم که ما میتونیم به همین راحتی از کنار مسائل بگذاریم و خیلی خوشحال باشیم، فکر کنیم که همیشه گل و بلبل عزیز. ولی بازخورد آن چیزی بودش که هم بنده هم خود بزرگوارشون انتظار داشتن. ما نیزم، من فقط سوالم این بود که منظور سوالم نسبت به بقیه افراد، حالا بچهای ریستارتی خودمون و اینا رو نمیگم، بس از اپوزیسیون ها و رسانه های دیگه، تو این چند روز اخیر تو این وقتی این خبر اعلام شد آیا واکنشی نشون دادن مستقیما به خود شما یا نه؟ خیر، هنوز چیزی نیست ولی همشون آنچنان که مشخصه در بهتن دیگه، یعنی پیشترم پیشبینی میشد که چمش اتفاقی بیفته. حالا باید صبر بکنیم بازی ها رو ببینیم. میگم تاکید میکنم ماها جلوتر لیدرمون حرکت نمیکنیم. مرسی دوست بزرگوارم عرشی عزیز. اگر میشه که ریموو بکنید تو اسپیکر که بچه دیگرم بیارم. 3-4 نفر دیگه توی لیست توییتر هستن که بعد از اون برمیگردن دوباره بچه تلگرام. آقای مجید قربانزاده عزیز در خدمت شما هستم. مجید جان درود. مانی عزیز، بالاخره نوبت من شد. در خدمت شما. من از هر دو جهت به تبریک میگم. اول به تبریک میگم چون واقعا لایق این سمت بودی، فوق العاده عالی عمل کردی تو این مدت. واقعا میشه با همونجوری که لیدر ریاست تو رو رصد کرده، همه ریاست تو رو رصد کردن. اونی که داره از تو نقد میکنه بهت حمله میکنم، خوب تو رو رصد کرده، مشخصه. مشخص رفته همه حرفاتو گوش داده، تو رو خوب رصد کرده، یه چیز واضحه و واقعا لایق سمت هستی. موضوع دوم که قطعا مسیر خیلی سختی پیش رو داری، ولی اگر واقعا به قول خود به عنوان سخنگو صادقانه همونجوری تا الان پیش رفتی صادقانه عمل کنی و در مسیر اپوزیسیون باشی، ما در کنارت هستیم، همه جوره ازت حمایت خواهیم کرد و اون بخش هم تسلیت هم تبدیلش میکنیم به یه تبریک مجدد. به هیچ عنوان ازش هیچ کدوممون نمیترسیم و قطعا ازت حمایت خواهیم کرد. آرزوی موفقیت برات میکنم. فوق العاده خوشحال شدم، یعنی واقعا میشه گفتش که چند روز هرچی توییت زدم نتونستم ابراز احساسات کنم. خوشحالم که اسپیکر رسید، تونستم حرف بزنم و مطمئنم که لیدر عزیز اینجا داره صدای همه ما رو میشنوه و به این انتخاب تبریک میگم. فوق العاده بود اومدن سخنگوی رسمی برای اپوزیسیون. واقعا با اینکه خیلی امید داشتیم، انرژی داشتیم، جون مجدد به خیلی از ماها داده، خیلی هم ناراحت کرده، خیلی خوبه. میکروفون خاموش میکنم. مجید عزیز از شما سپاس، تشکر میکنم. دسترس تک تک بچه ریستارتی هستم. عرضم به حضورتون که تأکید میکنم بچه ها به هیچ عنوان، به هیچ عنوان و به هیچ عنوان به اکانت های همدیگه حمله نکنین. نمیدونیم کی در چه کتگوریه. اینجا ما دوست و دشمن نداریم، نمیدونیم پلن ها را، نمیدونیم اینکه افراد آیا چی کار دارن میکنن، آیا با دستور کسی دارن کار، ما اینا رو نمیدونیم. خواهش میکنم، دوستانه بهتون پیشنهاد میکنم که این حرف بنده رو به عنوان یادگاری، به عنوان یک برادر کوچکتر به یاد داشته باشیم. بهار عزیز در تلگرام در خدمتشون هستم. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مانی و تبریک به خاطر انتخاب شایسته و بجاتون. بعد من دو تا سوال داشتم. اولا اینکه شما به عنوان سخنگو انتخاب شدین در حدی هست که فقط تو اسپیس و تلگرام و اینستاگرام هستین یا نه انشالله قرار شبکه بیطرفی باشه، رسانه بیطرفی باشه، سطح سانسور شکسته بشه و قراره که در آینده نزدیک با شما مصاحبه بشه؟ بعد دوما این که مطمئنا مثلا مثال میذارم، اگه فردا شبکه بی بی سی شما رو دعوت کرد و در مورد پیام‌های لیدر از شما سوال کرد که تحلیلشون کنین یا خودتون پشت این پیام لیدر ریستارت چیه، شما آیا این اختیار رو دارین که اونو تحلیل کنین یا جواب اونها رو بدین؟ و اگر چون به عنوان سخنگو هستین حتما این شبکه ها شما رو به چالش خواهند کشید و این سوال ها رو از شما خواهند کرد. ممنون. بسیار 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 عالی. این سوالی بودش که از اولش منتظرم این نفر بپرسه صادقانه.
بانو بهار عزیزم، این آخرین حضور من در سوشال میدیا ها هست، چه در تلگرام، چه در اینستاگرام و چه در توییتر. برای همین همزمان با هم برگزارش کردم و خواهش کردم که اگر باشه که این ستا رو داشته باشم، که به حال دوستانی هستن که تو تلگرام میتونن باشن، تو اینستاگرام میتونن باشن، یا به لحظه آنچنان که بچه ها باشن، برای آخرین بار با همه بزرگان صحبت بکنم. قطعا اگر حضوری از این جانب وجود داشته باشه، دیگه در این کاتگوری و این چهار تا نخواهد بود، یا اگر هم در چنین جایگاه سوشال میدیایی باشه، در جایی خواهد بود که ایشون صلاح بدونن. بنده سخنگوی رسمی تو آنچنان که در پیام ویدئویی که از بنده خواسته شده بود فرستادم، پاسخگوی رسانه‌ها و دیگر اپوزیسیون‌های سیاسی هستم در رسانه‌ها، در رسانه‌هاشون. ببینید این خیلی نکته مهمی هستش. تریبون ما تریبون رو سال‌ها در اختیار افراد گذاشتیم، حرفامون رو زدیم، صحبتامون رو کردیم، اکنون توپ در زمین این عزیزان هستش. حالا خواه پندگیر خواه ملال، ما در حقیقت دستمون رو دراز نکردیم، در حقیقت این راه رو باز کردیم که اگر که میخواهند حرفی برای گفتن دارن، نظری رو دارن، که میخواهند ادعا دارن، مگر ادعای مردمی و همگونی جامعه رو ندارن. بخش میلیونی از مردم ایران طرفداران اپوزیسیون رو ریستارت هستن. این حرف به گزافه گفته نمیشه، اغراق توش نیست، کاملا مشخص از حضور همین الان در تلگرام، اینستاگرام و توییتر بنده حقیقی به عنوان سخنگو مشخص دیگه. یعنی حالا لازم نیست اعداد ارقام هی ذکر بکنم، نم اون همه آدم توی اینستاگرام، این همه آدم توی توییتر و تلگرام، این همه بچه‌ها هست، مشخصا معلومه دیگه. خب اگر که شماهایی که ادعای همگونی یک جامعه رو داریم و میگین که میخواین توی بخش بزرگی از این جامعه، و ما ادعا داریم بزرگترین اپوزیسیون هستیم، تردید نداریم، اغراق نمی‌کنیم، سند داریم برای تک تک حرفمون، اوکی، حالا شما تو در زمین شماست، ببینیم چه میکنید. این از این. و این که سوال شما، سوال دوم شما که خیلی سوال مهمی هم هستش، آیا بنده اجازه تحلیل و تفسیر مطالب لیدر بزرگوار رو دارم؟ عرض کردم که من بدون اجازه ایشون کلامی رو، حق گفتنش رو ندارم. آن چیزی رو خواهم گفت، آن تحلیل رو ارائه خواهم کرد که با ایشون هماهنگ شده باشه، و قطعا بازی ها رو نباید لو بدم. شاید به عنوان سخنگو، یکی از تعاریفش هم اینه که یک نگاه کلی تری رو نسبت یک مجموعه داره، یک سری ویژنی رو داره که شاید اعضای اون مجموعه نداشته باشن، ولی دلیل نداره که اینها رو بگه. ببینین این خیلی نکته مهمی است، شاید من چیزهایی رو بدونم، شاید هم ندونم، اینو اصلا اهمیتی نداره، ولی آن چیزی رو میگم که اجازهشو دارم که بگم، آن چیزی رو که اجازهشو ندارم، حتی اگه صلاح هم من اگه فکر کنم که درسته باید بگم، من اجازهشو ندارم که بگم. این خیلی خیلی سوال مهمی بود، ممنون که شما این سوالو پرسیدین عزیز دل. خب اگر که اجازه بدیم برگردیم به بچهای توییتر. عرض به حضورتون که اکانت بهرام، البته بانو مهتاب افتاده بودن، اگه اجازه بدیم بانو مهتاب صحبت شما بعد برمیگردم. بانو مهتاب بفهم در خدمت شما. سلام مجدد، ببخشید من تو صدام قطع نشده، سریع من سوالمو بپرسم و رفع زحمت کنم. اگر در آینده قرار بر این باشه که شما به هر دلیل یا دلایلی اعترافی با گروه‌ها یا احزاب مختلف انجام بدید، اینو ما از شما به عنوان سخنگو بشنویم یا از خود لیدر بشنویم؟ این یکی هم که امکان داره که مثلا لیدر ما به صورت غیر رسمی و با یه اکانت ناشناس توی توییتر ما رو رصد کنن، و آیا توی نیمه دوم سال قرار ما وارد جنگی بشیم، ایران جنگی رو در پیش داره یا نه؟ مرسی، سپاس از شما. پاسخ سوال اولتون، اجازه بفرمایید که من این سوال رو مستقیما از خودشون بپرسم و قطعا پاسخ رو برای شما بزرگواران حتما خواهم آورد. ببینین اپوزیسیون های دیگه بارها در مورد اتحاد صحبت کردن و این واژه‌ای که به اشتباه بارها صحبت کردن، در مرام و مسلک سیاسی اصلا اتحاد وجود نداره. آنچنان که خودم هم پیشتر در لایف خودم عرض کردم، اتحاد یعنی همه با هم، یعنی همگون شدن، همه یعنی آب و روغن قاطی شدن. به قول خود سید بزرگوار، حلول و اتحاد محاله، اصلا امکان نداره. در مثالی که توی لایو اینستاگرام عرض کردم به عنوان دایره ها، تماس ها و مماس ها، ائتلاف ها در حقیقت حول مخرج های مشترک شکل میگیره. مماس های داخلی مجموعه ها، دایره ها در درون یک دایره بزرگتر، حوزه ائتلاف این افراد رو و این گروه ها رو شکل میده. صورت کسر
این مخرج‌های مشترک میشه نیروها و در حقیقت آن چیزی هستش، ابزارهایی هستش که این گروه‌ها و نمایندگان سیاسی اجتماعی میتونن داشته باشن. اگر که ائتلافی شکل بگیره یا در هر حوزه‌ای که باشه، آیا اینکه از طریق بنده اعلام خواهد شد یا از طریق ایشون به هر حال فرقی نمی‌کنه. اگر بنده هم اعلامش بکنم از طرف ایشون اعلام خواهم کرد، ولی اینی که آیا چنین مورد خاصی رو که میشه آیا ایشون اعلام کنه، من میپرسم خدمت از این بزرگوار میپرسم و خدمت شما عزیز حتما و بقیه دوستان اعلام خواهم کرد. اما در مورد دو سوال بعدی شما عرض کردم، پیش بینی ها موارد این چنینی و نه حق گفتنش رو دارم، نه حق اظهار نظرش رو دارم، بنده فقط سخنگوی اپوزیسیون ریستارت هستم، نه به عنوان تحلیلگر یا یک مشاور یا یک مثلا محلل یا نمیدونم تحلیلگر مسائل، نه این چنین نیستش دیگه. بنده به عنوان سخنگو در این حوزه ها حرفی برای گفتن ندارم. در مورد کارکرد بچه ریستارت عرضی ندارم، در مورد اپوزیسیون ریستارت حرفی ندارم و آنچه که پیشترم عرض کردم، جایگاه حقوق بنده خیلی خیلی واضح و مشخص به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ریستارت هستش. اگر اجازه بفرمایید بریم به تلگرام. جناب کبیر در خدمتم، بفرمایید. سلام علی جان، خسته نباشی، شبت بخیر. صدای من هست؟ بله قربان، به واضح هم هستش. تبریک میگم این نقش جدیدی که در اپوزیسیون ریستارت دریافت کردی و میدونم شایسته هستی، خیلی زحمت کشیدی براش، بسیار بسیار فعالیت کردی و من همینجا دقیقا به ما مبرهن موجود و واضحه که دقیقا لیدر همه بچه ها رو از چون این اپوزیسیون ما تقریبا فلت هر کسی که هر گونه فعالیتی میکنه، خود جناب سیدمهد حسینی اینا رو وسط میکنه و من از دوستای عزیزم میگم که اینجا که همه قوله این که میگن آقا مانی مجمع همه جوره به قول معروف در خدمت هستیم و نمیدونم سعی میکنیم در کنارت باشیم، لطف کنن بچه ها واقعا لب و دهنی نباشه، هر که یه گوشه کارو بگیرید، هر جوری که میتونید فعالیت کنید، هر گونه انتقادی به هر چی دارید بذارید کنار. الان فضای باز شده که ما بتونیم توسط یک شخص خب این صدامونو به قول معروف به جاهایی که ازمون بخوان خیلی مهمه. مانی عزیز دقیقا حرف قشنگی زد، ما نمیدیم به کسی درخواست بدیم که مثلا بیاد با ما مصاحبه کنه، ما حرفامونو زدیم، خیلی هم باز زدیم و تحلیلامونو دارن ازشون استفاده میکنن و بچه ها به نظر این داداش کوچیکتون و این بنده حقیر اینه که آقا جان اگر حالا این بستر فراهم شده سعی کنین کمک کنین، فرقی هم نمیکنه. همین ایمیلی که جناب مجد فرستادن، نظرات، انتقادات، کمک هایی، هر گونه کمک فکریه که بتونیم به جناب مجد بکنیم و مزایقه نکنیم، نه اینکه مثلا بگیم آقا من در گذشته مثلا با ایشون زاویه داشتم دوستانی، به هر دلیل، حالا به هر دلیل همه اینا بره کنار. اگر واقعا عاشق ریستارت هستیم و دنبال اینیم که شنیده شیم، یکی این مطلب، یکی دیگه من جناب مانی و اینو خود توضیح بدید خیلی مهمه برای خودم و دیگر دوستان برمیگردن هر جا که صحبت میکنن با یه سری کسایی که به قول معروف اصلا جایگاهی در دنیای سیاست ندارن و طرف اصلا خبرنگاره، رزومه ای نداره، تا بحث باز میشه برمیگردن میگن که ما سخنگوی رسمی داریم جناب مانی مجد. دوستان جناب مانی مجد سخنگو هستن، نه اینکه بیان با هر کسی که تو اسپیس میاد نمیدونم از شما سوالی میکنه. خودشون فرمودن که آقا ما خرد داریم و لیدر تمام ما رو به عنوان افراد باهوش میشناسه. اینو خودت زحمت بکش مانی جان توضیح بده برای دوستان که دیگه از این واژه من واقعا درد میکشم وقتی که اینو میبینم بچه ها برمیگردن توی هر مکاتبه یا یه هر مکالمه ای که با هر شخصی که اصلا معلوم نیست کیه، چه جایگاهی داره مطرحش میکنم. بازم به تبریک میگم، کیف کردم که مزد زحماتتو گرفت. شکر کبیر عزیز، ممنون، متشکرم. اجازه فهمم شما رو میوت بکنم که برگردیم بچه های تویتر. مرسی نظر لطفتون بود. عرضم به حضورتون که بله، پیشتر عرض کردم حضور سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت که این جایگاه فعلا به بنده حقیر تعلق داره، پاسخگوی رسانه ها و اپوزیسیون های دیگر خواهد بود و
و قطعا هر گونه درخواستی برای مصاحبه، نشست، کمپوزیم، هر چیز دیگری که باشه از طریق مجاری رسمی که عرض کردم ایمیل هست، اگر از این طریق ها شکل بگیره من به سمع اون نظر لیدر بزرگوار میرسونم و هر آنچه که ایشون دستور بدن رو انجام میدم. اگر ایشون بگن که باید در نشست مجاهدین خلق حضور داشته باشی، اگر ایشون دستور بدن این کار رو میکنم. اگر گفتن که در کنار طرفداران آقای رضا پهلوی بود باشی، این کار رو میکنم. اگر گفتن بریم توی چه میدونم مصاحبه با دو آدمی که فقط دو تا مخاطب داره، اگر ایشون دستور بدن این کار رو میکنم. هر آن چیزی که ایشون دستور بدن. ولی خب مشخصا معلومه دیگه، تارگت رسانه‌ها و نمایندگان سیاسی اپوزیسیون‌ها دیگر هستش. و یادمون نره در حقوق و ترم‌های دیپلماتیک افراد با همرده‌های خودشون نشست و برخاست می‌کنن. هیچگاه وزیر امور خارجه یک کشور به استقبال نماینده آب و فاضلاب مثلا شهرداری فلان نمیره. جایگاه‌ها کاملا مشخص هستش چی هستش. سلام خدمت آقای مانی مجد، من مهرداد هستم، از سوئد تماس میگیرم. متاسفانه با این نیم ساعت اخیری که نیم دارید صدای من رو دارید یا نه؟ بله قربان، در خدمتون هستم. این نیم ساعت اخیری که من به شما پیوستم حدودا یک ساعت میشه که من شما رو میشناسم. قبل از این واقعا هرگز اسم شما رو نشنیده بودم و نمیشناختم. خوشبخت نبود باشنتون. قربان شما، خیلی ممنون. عرضم به حضور شما که شما در این جایگاه قرار گرفتید من تبریک نمیتونم بگم تا زمانی که برای من یه چیزایی واقعا ثابت بشه. من تو عمر 61 سال خودم از زمان 18 سالگی وارد کارهای سیاسی شدم، به خاطر اینکه پدرم هم یه آدم سیاسی بود و این تاریخچه البته گفتن نداره و مجبور نبودم، ولی اما یه حس کنجکاوی باعث شد که من وارد این جریان بشم و شد. و خب پیگیری این جریانات کشید تا اونجا که من با آقای سید محمد حسینی در برنامه‌هاشون از زمانی که در یک کشور دیگه بودم آشنا شدم و همینجور گذشت و واقعا بهشون علاقمند شدم و نظریات سیاسی من از یه جبهه سیاسی برگشت به این چیزی که الان ریستارت هست و هستم و محکم پاشم هستم و هیچ چیزی رو بی‌دلیل قبول نمی‌کنم. شما در کانال تلگرام بار اول خودتون معرفی کردید، طور دیگه‌ای بود و بار دوم فرمودید که به تایید لیدر ریستارت. برای من یه سوال وجود داره، شاید قبلا من نشنیدم، شاید شما توضیح داده باشید. شما می‌خواید سخنگو باشید، یعنی یه سری نظریاتی که لیدر ما داره شما میخواد به جاهای ارائه بدید که ما هم شنوندگانش خواهیم بود و باید در این جریان قرار بگیریم و نظری ایشون در واقع شما بازگو کنندش هستید. حالا این مسئله برای من وجود داره، شما فرمودید با تایید لیدر ریستارت، ما این تاییدیه رو کجا میتونیم بگیریم؟ این برای من یه سواله، برای اینکه به من یه چیزی مشخص شده تا چیزی رو ندیدم باور نکنم و اینو یاد گرفتم و این درسیه که به بچه کوچیک خودم دادم که همیشه میگه نه تا بهش ثابت بکنم، تا بهش نشون بدم. حالا من از شما میخوام که بفرمایید چجوری ما این تاییدیه میکنیم؟ آیا این زبانی بوده، اسمی بوده، تلفنی بوده، تماسی بوده، کاغذی بوده، نمیدونم ویدیویی بوده؟ این ما یه جوری باید پیدا کنیم، چون شما بازگو کننده و در واقع یه انعکاس دهنده نظریات لیدر یه اپوزیسیون میلیونی هستید. بله. برای من مهمه که بتونم، برای من مهمه، چون یکی یکی در آینده امید خدا یکی یکی این به حساب پایه های دیگه میاد، کسای دیگه میان که باید کارهای انجام بدن و ما باید بدونیم که کی هست که چی کار میکنه بنا به نظر کی اومده. این برای ما مهم. متشکرم. خواهش میکنم آقا مهرداد عزیز، اگه سوالی سوالتون همینه، اگه سوال دیگه هم داریم میخوام بفهمم. من سوال دیگه ندارم، من سوال دیگه ندارم، چون میخواستم که در آینده با حساب این برنامه رو دنبال بکنم و همینطور من شما نمیدونم که در با تلگرام که برای من راحت داره چجوری میتونم به این جمع بپیوندم به شما، به برنامه شما گوش کنم در آینده، کسای دیگه که برنامه همچین اجرا میکنن گوش کنم.
خواهش میکنم. همین الان که در کانال تلگرام خودم وایس چت هستش، بچه‌ها اونجا حضور دارن دارن میشنون. عرضم به حضورتون که کانال های تلگرام، توییتر و اینستاگرام رسمی ریستارت اسپیکر در همه مجموعه ها در حقیقت متعلق به سخنگوی اپوزیسیون ریستارت هست. در مورد این واژه هم بگم اول از همه، باید این واژه و این اکانت ریستارت اپوزیشن اسپیکر می بود، ولی متاسفانه این سوشال میدیا ها بیشتر از 15 تا کاراکتر رو اجازه نمیدن برای یوزرنیم گذاشتن. این بودش که با صلاحیت و مشورت با این بزرگوار در نهایت این نام انتخاب شد. بنده سخنگوی ریستارت نیستم و این فراموش نکنید، سخنگوی اپوزیسیون ریستارتم. عذر میخوام. اما در مورد فرموش شما آقا مرتضی، اگه فرموش شما تموم شده توی آدینس تشریف ببرن که اگه بچه دیگه میخوان، چون جا اگه پر بشه کسی دیگه نمیتونه درخواست ریکوست بده. بله فعلا سوالی ندارم، متشکرم. در پناه هم باشین. مرسی. عرضم به حضورتون که در مورد فرموش این دوست بزرگوارم، البته که من که قبلش توضیح دادم، ولی حالا یک بار دیگه دوباره توضیح میدم. ببینین اول که بنده هیچ جا نگفتم که تاییدیه ایشون هستش، من همش عرضی نکردم. این کلامی بودش که در پستو نیوز اومد و بعد در کانال ریستارت آمده شد. بنده خودم همچین چیزی رو نگفتم. اما سوال بسیار مهم اینه که تاییدیه، چه جور تاییدیه شما میخواین دوست بودایی بار من؟ تاییدیه اگر نوشتاری میخواین که کانال تلگرامیشون که هستش دیگه نمیدونم، آیا دستخط میخواین؟ و اگر دستخط میخواین، آیا شما دستخط سید محمد حسینی رو مگه دیدین اصلا کلا؟ مگه میدونین الان اصلا فرض کنین که دستخطم بیان بذارن تو کانال، عکسش هم بذارن، چه ضمانتی که این دستخط دستخط خود ایشون باشه اصلا؟ کجا معلوم؟ مگه شما دستخطشون میشناسی؟ بعد کانالی که برای مال خود ایشونه الان شما دارین نقدش میکنین، حالا مثلا دستخطشون رو چجوری میخوان بشناسین؟ این یک. کاملا مشخصا و واضحا ایشون فرموده اگر که پیامی در این سه تا کانال همزمان بیاد، مهر تایید ایشون پای این برنامه ها هست و با اینو قبلا هم فرمودن. حالا دوستان میتونن اگر که در یکی از اینها نمیومد، مخصوصا در کانال ریستارت، فرموش شما درست بود، کما که درست بود. یکی از عزیزانی که اتفاقا توییتش رو بهش اشاره شد در گفتگو با بزرگواران، اتفاقا توییت شما بود که فرموش شما متین بود. تا زمانی که این شروط گذاشته شده، پروتکل ها عبرده شده برای سنجیدن افکار عمومی و در حقیقت حقانیت یک سوال و پرسش، در حقیقت از قبل ذکر شده اینه که مجموعه در کانال شب بخیر ایران، در کانال پسنیز و در کانال ریسا آورده بشه، حمایت ایشون پشتش هست. کما اینکه واژه تایید رو خود ایشون نوشتن. توجه بفهمید، بنده دخل و تصرفی در نوشتن هیچ پیامی در هیچ کدوم این کانال ها ندارم، اصلا نیست، اصلا جزء ادمین ها و اینها نیستم که اصلا بخوام داشته باشم. که عرض به حضورتون که این یه نکته بسیار بسیار مهم. و دوم که اگر تصویری اصلا فرض کنیم، سوال بسیار دوستان آقا چه تصویری نمیده، اولا که من تاکیدم که آیا میدونین که تصویری نیستش؟ خیلی این به این کلام دقت بکنین بچه ها، آیا میدونین که نیست؟ اگر فرد اگر مگه ندیدین توی چند ساعت اول گذاشتن خبرهای رسیده، چون بچه پس نیست حاضر رسیده بود و بعدش تاییدش بعد چند ساعت اومد، و خیلی ها مثلا حرفایی رو زدن که بعدش خب ناراحت شدن، خودشون ناراحت شدن. خب الان این حرفا رو میزنن، اگه فردا روز تصویرش بیاد چی؟ یه ذره با خودمون صادق باشیم. یک. و دوما اگر تصویر ایشون بیاد، دوباره یه سری افراد پیدا میشن میگن که آقا جان نه، ایشون تحت فشاره. مگه نبود برنامه ری استارت داشت پخش میشد، میگفتن که اون پشت صدای شلاق اومد و نمیدونم فلان بود و این چی بود، ایشون تحت فلان و فلان. یعنی تصویرش هم بیاد، همین بازی حالا تو یه لول دیگری شکل خواهد گرفت. مگر اینکه دوستان میان بخوام آقا ما لایو ایشون رو میخوان، ایشون لایو بذاره ما لایو بشه، اون وقتی که یک سوال بسیار بزرگ پرسیده میشه، چرا دوستان کسی چنین تقاضایی بخواد بکنه؟ چرا با یه نفر بخواد که سید محمد حسینی، لیدر محترم ریاست که هممون میدونیم که تمام دولت امروز فعلی امریکا و بسیاری از دولت مردان جهان خواهان استرداد ایشون به رژیم تروریستی جمهوری اسلامی هستن، لایو بذاره و لوکیشنش مشخص شه؟ اگر کسی این سوال رو بپرسه، اولین سوالی که شما ریستارتی بود خودت بپرسی، چرا این آدم درخواست میکنه؟ چرا باید بخواد که بدون لوکیشن لیدر من کجاست؟ این خیلی خیلی واضحه. پس تاکید میکنم هر کدوم از اینها رو که اگر همیشون بذارن، در نهایت خللی وارد میشه و افرادی هستن که نظرات رو بزنن. به قول دوست بزرگوارم اکانت هیچ،
ماجرای بنی اسرائیل و رنگ گاوها پیش میاد دیگه، که در حقیقت گاوش چه رنگی باید باشه. سلام بچه ها، صدامو داری؟ بله آقا بهرام عزیز، در خدمتون هستم. مانی جان به تبریک میگم، وظیفه خیلی سختی رو بر عهده گرفتی. این وظیفه اینقدر باید استوار باشی تو این راه که کوچکترین خطا نکنی، خیلی سخته واقعا این تحت فشار بودنت. من پریروز صحبت کردم اینجا، از بچه ها خواستم ماها رو هر جوری که میتونی، اگر احساس میکنی که وجود ما کنارت نیازه، ما تا آخر کنارت هستیم برادر عزیزم. دومین مسئله‌م این بود که مانی عزیزم، آیا ما میتونیم مانی مجد دوست قدیمیمون رو همچنان داشته باشیم یا نه کامل خارج میشید؟ که شما گفتید من آخرین لایو من در سوشیال مدیال های مختلف است، یعنی کلن دیگه حضور نخواهید داشت، یا نه اکانت شما باقی میمونه؟ چون میدونید ما همه یه نفر رو دوست داریم و واقعا دوست داریم بعضی وقتا نفر سومی باشه که صدای ما بهش برسه، با ایشون صحبت کنیم. میدونیم سر لیدر خیلی شلوغه و قرار نیست با یه سری رسانه‌هایی که دستشون به خون مال ناموس مردم آلوده است ایشون حتی هم کلام بشن، و واقعا وظیفه سختی رو دوش شما گذاشتن و ازت تشکر میکنم که پاچه‌هاتو دیگه تا کمر زدی بالا که وارد این لجنزار سیاست بشی. واقعا سپاسگزارم ازت. میخواستم اینو بدونم که مانی جان بازم بین ما هستی یا نه کامل از کلیه امورات حتی شخصیت هم خارج میشی. سپاسگزارم ازت داداشم. ممنونم عزیز. در البته ایشون طبق فرمایششون فرمودن که من میتونم اکانت شخصیم رو داشته باشم، چون آنچنان که پیشتر هم فرمودن در امپراتوری کوروشی که مد نظر ما هست، افراد، سیاستمداران و در حقیقت کسانی که پست هایی رو دارن و مشاغلی رو دارن زندگی شخصیشون رو هم دارن. عرضم به حضورتون که قطعا من اکانتم دیزیبل نمی کنم یا اینکه مثلا کلا ریموو بکنم بخوام از این فضا برم، نه. اما اینی که پروتکلی که ایشون مد نظر داره برای بنده چه خواهد بود رو باید از ایشون بپرسم، چون نمیدونم. ولی آنچنان که از من دستور رسید، من قطعا دیگه در این فضاها و سوشال میدیاها نیستم، یعنی به عنوان قبلا به عنوان یک ریستارتی که در حقیقت نظرات شخصی خودش رو ارائه میکرد، تحلیلی خودش رو داشت، هر چیز دیگری، قطعا دیگه اون جایگاه رو نیستم و حضور نخواهم داشت. ولی اینکه ارتباطم با افراد و اشخاص دوستان چگونه خواهد بود رو اجازه بدین من حتما با ایشون مطرح میکنم و کسب تکلیف میکنم ببینم که در حقیقت چگونه خواهد بود. این رو نمیدونم، ولی میدونم که به من گفتن که آقا شما میتونی اکانت داشته باشی، به حال نظر شخصی خودت هستش و اینو. به حال این پاسخ شماست بهرام جان. من حالا باز هم ازشون میپرسم و حتما اگر که لازم باشه که اعلان بشه حتما اعلانش میکنم. جناب امید در خدمت شما. الو سلام. در خدمتم، بفهمید. سلام عزیز. عرض ادب و ارادت دارم جناب مجید عزیز، خدمت شما، همه دوستان ریاستارتی. امیدوارم که اوقات خوب رو داشته باشین. من به حضور همبرتون که البته ما از ایران هستیم و حالا امیدوارم که روزی شما و جناب سید رو توی ایران زیارت بکنیم، اگر ایشالله اون خوش بگه ایشالله. پرشیا، بله پرشیا. عرضم به حضورتون که من چند شب پیش با آقا مجید قربانزاده، که حتما معرف حضور همه عزیزان هست، یه صحبتی داشتم و اینا، داشتم با شما صحبت میکردم، یه چیزی به ذهنم رسید. یعنی مجید میگفتش که راهکارهایی بدیم که حالا چجوری ممکنه شاید این پروسه حالا انجام کار رو زودتر به نتیجه برسونیم و اینا. من دیروز سید یه متن گذاشته بودم که به رسانه احتیاج نداریم مالا اینا. من داشتم فکر میکردم که شاید منظور سید این هستش که ما ریستارتی خودمون دست به دست هم بدیم و یه رسانه خودمون ایجاد کنیم. چرا همش باید منتظر این باشیم که از طرف بقیه یه چیزی به ما داده بشه؟ مگه ما ببخشید تا اینجا که اومدیم خودمون حالا در کنار هم دیگه این سر و کنار آوردیم و در واقع بزرگش کردیم؟ و حالا نمیدونم، شاید یه چیزی بود، یه جرقه بود که تو ذهن من خوردش.
سوالیه. اینو اگه میشه مثلا از سید بپرسیم، اگه چیزه راست و سمی به ما بگن که ما خودمون یواش یواش، حالا درسته تو ایران اینقدر وضعیت مشکل هستش که حالا یه سوالی وضعشون خوبه ایشالله، و امیدوارم که به قول معروف لونه هیچی بیشکر نمونه، ولی خب ما اینجا سختی های خودمون رو داریم و آرزو، یعنی نمیدونم ثانیه شماری میکنیم واسه اینکه اون فرمان از خوشگله بیاد و ما ایشالا بتونیم کاری بکنیم. ولی اینجور که من میبینم حالا در تو ایران هم که ما هستیم، چیز خاصی فعلا از طرف حالا گروه ها و نمیدونم اپوزیسیون دیگه و حالا نمیدونم حتی کسایی که خیلی تمایل نشون میدن واسه این کار، آقا شورای ملی تشکیل بدیم، نمیدونم آقای فخرآور که حالا من نسبتاً بعضی وقتا حرفاش میدم و اینا، یا مثلا کسای دیگه، ولی عملاً چیزی ما نمیبینیم که بخوایم که در این رابطه که به ریستارتیا بخوان رسانه‌ای بدن، نمیدونم حمایتی بکنن، هیچ متاسفانه. و فکر میکنم خودشون هم میدونن که آقا آخر کاری باید برگردین سر این نقطه که آقا ریستارت باید بیاد تو کار، همه سرش در کار دست بگیره، ولی متاسفانه نمیدونم خودشون رو زدن به اون راه به کوچه‌ای چپ که ما اصلا هیچ متوجه نمیشیم، خوابیدن نمیخوانم پاشن متاسفانه. و این از این، و امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته، اون 1357 که سید گفتن و اون 40 سالی که گفتن و اون، من فقط تو کلمه موندم که اون 300 نفری که باید اونجوری چجوری فکر کنیم 300 نفر رو ما حساب کنیم، سال حساب کنیم که زودتر این اتفاقات بیفته و به اون چیزی که ما برسیم. نمیدونم، امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفته. همه من منتظر. مرسی سپاس از شما. کلام شما البته خب من که قطعا پاسخ رسمی براش ندارم، چون در این رابطه من مستقیما ازشون نپرسیدم که آیا ما رسانه با داشته باشیم خودمون رسانه بزنیم یا نه. اما فرموش شما منو یاد یکی از کلمات ایشون در یکی از برنامه ریستارت انداخت که گفت برین خبرگزاری خودتون رو بزنیم. یعنی حالا آیا منظورشون بحث خبرگزاری عرفانی بوده، یعنی اون چیز درونی انسان ها بوده، یا چیزی من نمیدونم، ولی به هر حال میگم فقط یادآوری کرد یه لحظه فراموش شما اون تک کلام بزرگوار رو. ولی که در حقیقت چه باید کرد، خرد بچه ها هستی به هر حال، آن چیزی که باید دوستان تصمیم بگیرن خردشون به اون جایی که باید رهنمود بشه رهنمود میشه، و فراموش نکنیم این نکته. مرسی امید عزیز، خوشحالم با شما. بزرگوار هستین، موفق باشین و معیه سلام مانه آقا سید برسونین، دلمون لک زده براشون، نمیدونم چی چی بگم. بزرگوار شبتون بخیر. شب خوش بود. اوکی ایران در خدمت شما هستم. دوستان عزیز من 10 دقیقه دیگه بشه در خدمت شما نخواهم. نه من قبلا صحبت نکرده بودم. بفهم. تبریک میگم آقای مانی مجد. سری سوالمو میپرسم. از اونجایی که هم شما میدونید هم خودمون میدونیم که تمام رسانه‌ها و اپوزیسیون‌ها به یه نهاد امنیتی وصلن، قرار معجزه‌ای بشه اینا به راه راست هدایت بشن که بعد ما باشون صحبت کنیم، من اینو من میک سنس نمی‌کنه واسه من، وقتی ما قطعاً میدونیم هیچ کدوم از اینا الکترون آزاد نیستن و تنها اپوزیسیونیه که من چون میدونم به هیچ وصل نبوده، چند ساله دارم دنبالش میکنم ریستارته، این چی قرار معجزه‌ای بشه؟ این اگه من یکمی روشنم کنیم ممنون میشه. خواهش میکنم. حتی پیشتر عرض کردم جناب ایران عزیز، این که آیا معجزه‌ای رخ بده یا هر چیزی به خودشون ارتباط داره. عرض کردم که تنها راهی رو که در حقیقت این مجموعه ها، اپوزیسیون ها، رسانه ها پیشتر عنوان کردن که آقا ما دسترسی نداریم به لیدر ریستارت، در حقیقت این راه ازشون گرفته شده و الان راه وجود داره. حالا اونها که توپ در زمین اون هست، میخوان این کار رو بکنن یا نمیخوان بکنن دیگه به خودشون برمیگردن. علی آقای فراست در خدمت شما. میزن سلام، وقت بخیر، وقت همه دوستان بخیر.
من زیاد نمیخوام وقت رو بگیرم، ولی مانی جان یه یکی این که یه دونه رو میگم کلن، لیدر جان خودش هم صحبتی کردن راجع به استرداد که این از همه چی بحثای دیگه که بخوام اونا رو میذارم کنار، این از همش مهمتره و این به نظر من بحث تموم شده ای نیستش و هر لحظه امکانش هستش که یه همچین اتفاقی، و ما باید یه پلنی داشته باشیم و باید بدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم. واقعا اگه همچین اتفاقی قرار باشه بیفته اون موقع می‌خوایم چیکار بکنیم. حتی مجید جان راجبش صحبت کرد، من یادم زمانی که مریم رجوی رو زمان محمد خاتمی می‌خواستن برش گردونن، بچه‌های مجاهد آدم بعد از همه درس بگیره، حتی دشمنش. بله. و بچه‌های مجاهد اون دوره میرفتن حتی خودسوزی میکردن. واقعا باید ما یه پلانی داشته باشیم، اینو باید بدونیم میخوایم چیکار بکنیم. ما توی یه همچین شرایطی که وقتی قرار صدامون دیگه به یه جایی نرسه و اگه قرار به دیپورت بشه، اون موقع واقعا باید ما خودمون رو برای انتحاری آماده کنیم، بدونیم اگه بدهکاری به کسی داریم به عنوان مثال بده یا اون، اینا رو واقعا باید براش برنامه بذاریم اینا رو. خب یکی از سوالاتی که علی آقا من از اول لایو تا الان منتظرش بودم همین سوال شما بود، چون من اجازه نداشتم که خودم اینجا نانستاب حرف بزنم قبل که پاسخ به سوالات بدم، منتظر احتمال احتمال میدادم که این سوال رو هم بپرسن. طبق پیام خود جناب سید محمد حسینی در کانال خودشون، شروط برجام رو این ذکر کردن، یکی از شروط برجام، اگر برجام نهایی بشه یکی از شروط اصلیش همینه، شرط اولشون بالا. پس تا زمانی که برجامی امضا نشده این اتفاق یکم دور از اتفاقه، ولی اگر هر چقدر به سمت امضا شدن برجام پیش بریم متاسفانه این واقعیت به متاسفانه نزدیک و نزدیکتر میشیم به این واقع. و فکر میکنم که مشخصا معلومه که ما نباید بذاریم که چه اتفاقی بیفته که این بند از اون ماجرا رخ نده. فکر میکنم که پاسخ شما رو دادم اگر اشتباه نکنم. کوروش فقیر در خدمت شما. سلام، شب همگی بخیر. آقای صدر من داریم؟ بله ایزم. بسیار خوب، ممنونم. خیلی تبریک میگم خدمتون و اینکه خیلی خوشحال شدم. یه قدم خیلی بزرگیه و اینکه امیدوارم که خبرهای بهتری رو داشته باشیم. حالا جزئیاتش خیلی مهم نیست و نیاز هم نیستش که زیاد واکاوی بشه. من خودم یه سوال مهم دارم. اولین سوالم اینه که حالا که شما به عنوان سخنگوی رسمی اپوزیسیون استارت هستیم، میشه که اعلام موضوع بکنیم برای کسایی که خودشون منتسب به اپوزیسیون استارت میکنن، مثل خردی جمعی، مثل ریپورتیمون، مثل تایم اف نیارین عزیز دل، من پیشترم عرض کردم کوروش جان، اگر عرض بنده خوب دقت کردین و پیشتر عنوان کردم، به هیچ عنوان کسانی که در این نوا حرکت میکنن، به هیچ عنوان به کسانی حمله نکنین. هیچ کسی نمیدونه که چه کسانی در چه جایگاهی هستن و چه ارتباطاتی دارن، آیا به دستور مستقیم هستن دارن کاری رو میکنن یا اینکه اهدافی رو دارن پیش بینی میکنن یا اینکه نه ناآگاهانه در راستای هدف لیدر محترم ریاست هستن. هر کسی که در این لوا حرکت میکنه وارد چیز نشین، باش چلنج نشین، من این رو برادرانه از خواهش کردم نکنین این کارو. یکی از اشتباهات خود من هم همین بوده. ببینین آدم باید این رو بپذیره. من خودم به برخی از افراد و جریانات و گروه ها حالا به حق یا با ناحق در حقیقت هیچ حمله نکردم، ولی به هر حال کلامی از ذهنم خارج شده، رفتاری، توییتی، هر چیزی که ممکن بوده که تک تک این عزیزان رو ناراحت کرده باشه و بعدا متوجه شدم که مثلا ممکنه که ارتباط داشته باشن، یعنی چیزایی رو دیدم که خب به هر حال نمیتونم توضیح بدم، ولی خیلی شرمنده شدم و همینجور رسما از همهشون عذرخواهی میکنم. رسما به عنوان مانی مجد، سخنگوی استاد نیستم، نه، به عنوان مانی مجد در این تا این حوزه اگر که خطایی از من سر زده، هر کدوم از این عزیزان رو ناراحت کردم، کلامی اگر که باعث رنجش و کدورت شده من عذرخواهی میکنم ازشون. تاکید میکنم به هیچ عنوان وارد چیز نشین، وارد این بازی نشین. این رو برادرم گفتم. خب استاد وایم گفت که یه برنامه رو آقای حسینی داشتن به اسم پرسش و پاسخ یا پاسخ به پرسش ها که یه قسمتش رفته بودن، من لسنای دومش باقی بود. آقای عزیزی بعد
پرسشی که قرار از دوستان به سمت شما برسه، این وظیفه شما به عهده میگیرید که بتونید این مسئله رو ادامه بدید، یا همچنان باید مثلا منتظر خبر حالا بناهای حسینی یا کانالهای مورد تایید آقای حسینی باشد؟ یکی دو تا کانال دیگه هم چیزی سایت هم بود که الان نمیتونم اسمشون رو ببرم، اونا هم بین دوستان شبهه داشت که بگیم که آیا مثلا ما اونجا می کامنتی بذاریم مطلبی میخوریم امنیتشون، چون بچه ها سوال پرسیده بودن راجع به این مسئله. و یکی این که الان هماهنگی که دوستان میتونن یا کمک هایی که میتونن از دستشون بریاد در شما چجوری میتونن هماهنگ بشن از نظر خبری یا خوراک خبری یا کمک مثلا از خدمت مالتی میدیا یا سوشال میدیا، چجوری میتونم بشه مطمئن؟ خواهش میکنم از آخر جواب میدم. سوالی که تو ذهنمش خیلی مهم بود پاسخش، هیچ وبسایت رسمی مورد تایید مجموعه اپوزیسیون ریستارت نیست تا الان، اگر باشه قطعا عنوان خواهد شد. ممکنه که بچه ها و طرفداران مجموعه اپوزیسیون ریستارت با خرد و با عشق خودشون کاری رو کرده باشن، ولی اینکه آیا مورد تایید اپوزیسیون ریستارت هست چنین تاییدی وجود نداره. عرض بود که کانال های ریستارت مشخصا معلومه، کانال های تلگرامی و کانال یوتیوب جناب آقای سید مهدی حسینی هم که الحمدلله اکتیف شده، و غیر از این بقیه همه شخصی هستش، فعالیت شخصی هستش که حضور، البته که میدونم بچه ریستارت بسیار باهوشتر از این هستن که بدونن که باید امنیت خودشون رو در هر فضایی که هست رعایت بکنن. من قطعا دیگه این موضوع تاکید نمی کنم، چون خیلی واضحا به عنوان مانی مجد مدت ها در این رابطه صحبت کردم. با عنوان سخنگوی رسمی و پوزیسیون ریستارت عرض می کنم که کلام فرمایش ایشون رو ذکر می کنم که هر ریستارتی میلیاردها دلار ارزشمنده، و باور بکنید آسیب به هر کدوم از شماها میلیاردها دلار به مجموعه اپوزیسیون ریستارت آسیب میزنه. پس قدر خودتون رو بدونین و اینقدر سرسری نگذارید از مسائل، امنیتتون رو بسیار رعایت بکنین. آنچنان که لیدر محترم ریستارت فرمودن، گدرینگ های بیش از دو نفر نداشته باشین، ارتباطات خیلی وسیع و اجتماعی نداشته باشین، سعی نکنین همدیگه رو بخواید ببینین یا همه این چیزا، چون زمانی که شما نمیدونین هم خواست نمیشه، خب نمیشه دیگه چی رو میخواید بگی، و آنچنان هستش. این مواردی هستش که خواستم ذکر بکنم. در مورد بخش دوم مصاحبه واقعا نمیدونم، اجازه بفرمایید من میپرسم ازشون و حتما منعکس میکنم اگر لازم باشه. واقعا نمیدونم، این سوال رو خودم فراموش کردم ازشون بپرسم. مرسی که یادآوری کردین و that's it. آره میگم در مورد گروه های دیگه هم که دیگه گفتم دیگه خواهشن خودتون رعایت بفرمایید. مرسی کوروش عزیزم. سلام، عرض ادب دارم. بفرمایید آقای مهدی. گفت وقتتون بخیر، خسته نباشید. مشکله عرض کردم، وقتتون بخیر، خسته نباشین. خیلی خوشحال شدم که یه سخنگو اومده و یه مقداری به پرسش های ما، به سوال های ما پاسخ میدن. فقط میخوام بگم که ما برنامه ای نداریم و به اون صورت هم شما واضح جواب نمیدین، فقط میگیم یا من نمیدونم یا قرار اتفاقی بشه یا چیزی. خود بیشتر خیلی مبهمه چه اتفاقی میخواد بیفته، چه کار میخواییم بکنیم، برنامه‌مون اصلا چیه، به چه سمتی میخواییم بریم. یه خورده بیشتر بازگانی ممنون نتون میشم. سپاس از شما ایزم. عرضم حضورتون که پیشترم عرض کردم، من جایگاه این رو ندارم. پلنها و بازیها رو ریستارت صاحب داره، صاحبش هم مشخصه کیه، لیدرش هم مشخصه کیه. اگر که ایشون سکوت میکنه حتما لازمه که سکوت بکنه، اگر فراخانی باشه قطعا فراخان میده، و اگر که بخواد اکتی رو انجام بده یا حرکتی رو انجام بده یا لازم باشه که هر کاری که لازم باشه قطعا در زمان موعد خودش این کار رو انجام میده. فراموش نکنید که تأکید میکنم عین کلام خودشونه. خب ایشون تأکید کردن که نباید غیبت کرد. غیبت یعنی که شما نباید چیزی رو بالاتر یا پایینتر از اون چیزی که هست رو بگید. اگر بگیم یه آدم خیلی خوبه ولی اگه خوب باشه غیبت، اگه آدمی که خوبه بگیم خوب نیست بازم غیبته. باید همون لول خودش رو بگیم. ببینین ایشون بارها این رو گفتن و من این رو در حقیقت خدمت شما عزیزان عرض میکنم. ایشون فهمودن که جلوتر از لیدر ریستارت حرکت نکنید. این رو مشخصا به بنده عرض کردن و من هم این رو دارم به شما همرزمان بزرگوارم تقدیم میکنم. کلام ایشون رو سوغاتی که از همراهی با ایشون داشتم رو عرض میکنم خدمتتون.
جلوتر از ایشون حرکت نکنین. اگر لازم باشه کاری رو انجام بدن ایشون انجام میدن و بازی ها رو میدونن. تاکید میکنم بانو مهتاب عزیز سوال پرسیدم متأسفانه فراموشم شد جوابشون رو بدم. ایشون رصد میکنن و عرض کردم خدمتتون تمام وقایع رو در مورد مجموعه اپوزیسیون خودمون و مجموعه دیگه. ببینید ایشون با دیتیل و جزئیات ارتباطات افراد رو میدونن توی هم از خود هم اپوزیسیون دیگه. یعنی تاکید میکنم اگر چه میدونم طرفداران آقای رضای پهلوی یا مثلا طرفداران خانم مریم رجایی فکر میکنن که اپوزیسیون ریاستاد یا لیدر محسن محمد حسینی بغل گوششون آدم نداره، خیلی ساده انگاران است. بسیار 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 ساده انگاران است. ایشون میدونه، یعنی الان بازی های حداقل 4 5 10 سال آینده اینا رو میدونه. عرض کردم خدمتتون اتفاقات امروزی رو که شما در سطح اجتماعی شاهدش هستین ایشون 4 سال پیش صحبت کرده، در موردش برنامه‌اش موجوده، پیام‌هاش هست. یک آدمی که چنین هوشمندانه و با خرد میدونه قطعا بهتر من و شما میدونه که چه زمانی سکوت بکنه، چه زمانی اجازه بده اون کارهاشون رو بکنن. ارجاعتون میدم به پیام این بزرگا در کانالشون در مورد کرم ها خیلی واضح هست کردم. بفهم مطیع باشن یا اکانت دی اجازه دارم سوال بپرسم؟ بفهم قربان در خدمتم عزیز. قربون شما. جناب مهندس اولا که خیلی تبریک میگم خدمتتون. باورتون نمیشه من تو پوست خودم نمیگنجم. خیلی خوشحالم و دوست دارم این خوشحالیمو به اشتراک بذارم که ما الان یه سخنگو داریم. من خیلی از زمانی که این کانال رو دنبال میکنم اصلا کاری به سیاست ندارم. واقعا اصلا شیوه زندگیم عوض شده و خیلی خوشحالم. سوال یه سوال مشخص میپرسم، وقت دوستان گل دیگه هم نمیگیرم. ببینید من از مطالبی که جناب حسینی برام گفتن خب خیلی هم خودم روشن شدم، هم سعی کردم به بقیه انتقال بدم. الان توی این گروه هایی که میریم حالا بحثی میشه صحبت میشه، آیا ما اجازه داریم مطالبی رو یعنی بحث کنیم با در واقع فعالین سیاسی دیگه، با جناهای دیگه، و اجازه داریم که باشون صحبت کنیم بحث کنیم، یا اینکه نه الان در حال حاضر اصلا همچی اجازه دیگه ما نداریم؟ خیلی ممنون میشم. من میشنوم. خواهش میکنم دوست بزرگوارم. در مورد مباحثه، مناظره و مصاحبه امیدوارم که به زودی یه چیز جالبی رو بشنوید. عرض به حضورتون که ایشون در زمانی که حمله در حقیقت چالش حمله خرد به خریت رو دادن و در حقیقت بعد از اینکه وارد اون چالش سکوت شدن، به تک تک بچه ریستارتی این اجازه رو دادن که در صحبت بکنن، از المان‌های گفتاری و تفکری خودشون بحث بکنن، دفاع کنن و حضور سخنگوی اپوزیسیون ریستارت به هیچ عنوان مانع کار نیزان نخواهد بود. در حقیقت تاکید میکنم که بنده جایگاهی اصلا ندارم که بخوام جلوی کاری رو بگیرم یا کسی رو مجبور به کاری بکنم. نه، بچه های ریستاتی با خرد سابق خودشون پیش خواهند رفت. حضور بنده به عنوان سخنگوی اپوزیسیون هم که کاملا المانش مشخصه. دوستان کماکان اون چیزی رو که خرد جمعیشون و در حقیقت دغدغه تفکرشون بهشون راهنمایی میکنه، کماکان در اون مسیر قدم خواهند گذاشت. سلام سمی جان. سلام جناب مانی مش، تبریک میگم خدمتتون اول از همه. بعد سو چی داره که هر کسی که میاد یه خورده یه سری چیزا آگاهی بده و فلان اینا رو ازمون میگیرن. حالا به عنوان اینکه شما این آخر اسپیستونه، من فقط همه خیلی سوال داشتم، همه رو تیک زدم، بچه‌ها همه رو پرسیدن مهمشو. قبل از اینکه ترسن بیافتن پایین، فقط میخوام یه چیزی رو بگم که شما اسپیک کردید که مثلا منتظر این سوال بودید که بپرسن و مثلا راجبی صحبت کنید. خیلی دوست داشتید این سوال بپرسن. ما الان از من خیلی سعی کردم سوال های مختلف بنویسم، همه بچه هم نوشتم، ولی ممکنه یه چیزی از دستمون در بره. چیزی هستش که وقتی داشتید صحبت میکردید با لیدرشو اینا، مطمئنا همین کاری که دارید میکنید، برنامه‌ای که دارید هماهنگ شده است. چیزی هستش که یادتون گفته باشن که در صورتی که کسی پرسید بگید و ممکنه ما یادمون رفته باشه بپرسیم؟ اگر چیزی هستش که میتونید مثل خبر رسمی بودن، رسمی شدن سخنگویی شما بمب خبری باشه، اگر دارید به ما بگیدش. مرسی. خواهش من میرم پایین. خواهش میکنم. وقتی من میگم بچه ریستان باهوشن، من که نمیگم، یعنی لیدر عزیزم فرمودن و من ثانیه به ثانیه رو متوجه میشم همینه شما. یعنی یه کلام کوچیک من چنین برداشتشون کردن، خب دیگه خیلی واقعا خیلی هنر میخواد.
تقریبا همه سوالاتی رو که من مد نظرم بود، یعنی تو ذهن خودم داشتم و با این بزرگوار صحبتش رو کرده بودم، تقریبا همه رو پرسیدن. فقط لازم بودم یک مسیری رو در حقیقت تکرار بکنم، در موردش صحبت بکنم. اونم اینه که در مورد نحوه انتخاب خودم فکر میکردم خیلی سوال بپرسن. اینی که ببینین خیلی افراد نزدیکتری حضور داشتن، افرادی که شناخته شده تر بودن و قطعا از من خردمندتر هستن، یا کسانی که میشناسیم هممون و افرادی که خیلی با در اپوزیسیون ریستارت انسان‌های متشخص بزرگ و در حقیقت آگاه بسیار 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 زیاد داریم و فیلسوف بسیار زیاد داریم در این اپوزیسیون. و نکته‌ای که وجود داره اینه که در اپوزیسیون ریستارت، این رو عرض کردم خدمتون، جایگاه ها در حقیقت به دست آوردنی یا شدنیه، آنچنان که شاه شدنی هستش، همه این جایگاه ها شدنی هستش. ببینین باید پارتی بازی نداریم توش، آشنا بازی نیستش. الان عرض میکنم مثلا خیلی از افرادی هستن که مثلا امروز اصلا نمیدونیم مثلا کیه چیه، یا شاید فکر کنیم مثلا تو این بازی نیست، که مثلا اشتباه داره میره، بعد یه فردا روزی میبینی اون آدم انتخاب میشه. ببینین انتخاب خود بنده حقیر این پیام رو داشت که یک لیدر محترم ریستارت تک تک آدم ها رو زیر نظر داره و میدونه و میشناسه. ایشون وقتی که با من صحبت میکردن و من اونجا متوجه شدم که لایو های من رو با چه دقتی ایشون دیده بودن، اصلا صادقانه سر تعظیم فرود آوردم. و میگم یه واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. شما فکر بکنین، من الان بهتون میگم بچه ریستارتی، بدونین تک تک واژه‌ای که میگذارین، بدونین ممکنه مخاطبتون این بزرگوار باشه، یعنی انقدر دقت بکنین. پس یعنی واقعا اگه به کسی میخواین چیزی بگین، حمله‌ای بکنین، حرف بدون یه لحظه پیش خودتون فقط این فکر رو بکنین، ممکنه اون طرف موقع اکانت ایشون باشه، یا اکانتی باشه که ایشون ببینتش، یا نه اصلا زدین ممکنه این فازه ببینه، نمیدونه هر چیزی. فقط این رو در درون خودتون اگر فکر بکنین، قطعا گفتارتون، کردارتون و نگاهتون به آدم‌ها عوض میشه و جوری دیگه برخورد خواهید کرد. اپوزیسیون ریاست، اپوزیسیون بچه های خردمند، باهوش، فیلسوف و دوست داشتنی و مهربانه، که ما بارها این رو عرض کردیم، شفقت با خلق خدا در حقیقت یکی از المان‌های فکری و حرکتی ماست. عرضم به حضورتون که چرا سخنگو شد، این رو گفتم دیگه، شدنیه. وظایف افراد رو انتظارشم بچه ها به پتانت پرسیده شد، اونم اینه که وقتی که من با ایشون گفتگو میکردم متوجه شدم که در پس گفتار ایشون یک هرم تفکریشون داره میچینه که و به زودی و در زمان خودش اعلام میکنه این رو، و برای اون پلن تفکریش به هر حال کسانی رو یا اشخاصی رو یا پوزیشن هایی رو در نظر گرفته که در زمان خودش انتخاب میکنه افراد من مشخصا در اون جایگاه قرار میده. پس برای همینه که به شما حمله نکنید، ممکنه که نفر بعدی که این سیستم انتخاب میشه خود شما باشی. سلام و شب بخیر خدمت شما مانی عزیز و همه ریستارتی ها، تمام رفقای گل، همه زحمت کشا، کسایی که شب و روز ندارن و یه تو این راه 3-4 سال همراه هم دیگه هستیم. من به تبریک میگم مانی عزیز، به حسن انتخاب لیدرم تبریک میگم که بر اساس توانایی‌های شما رو انتخاب کرد. خب دیگه بالاخره همه ما دیدیم تو چند ماه گذشته از قبل از انتخابات آمریکا شما چه لایوهای رو رفتی، بدون حب و بغض و کینه صحبتاتو انجام دادی و بدون اینکه انتظار خاصی داشته باشی. حالا ما دیگه دیدیم اینو، یه بمب خبری بود، یه جورایی برای همه ما خوب شد، چون که تنها دغدغه سرویس های مخفی انگلیس رژیم این بوده که تصوف و عرفان سازمانی نشه. اینا دیگه تو خودشون الان باز میخوام خودشون رو خیس کردن. این پرونده‌ای که میگفت لیدر به نام سعید امامی که اینا آقا سازمانی نشن، اینا دیگه ما بدبخت میشیم. الان همشون هم اینجا هستن، میدونم تو خودشون خیس کردن. این کوچکترین بمب اپوزیسیون ریستارت بود که همه ما رو خوشحال کرد، و بیشتر از اون من خوشحالم که شما انتخاب شدی و به سوالا خیلی خوب جواب میدی، چون که دیگه به قول خودت مانی مجنیستی و شدی سخنگو.
در ادامه برات آرزوی موفقیت میکنم. دیگه پیروزی تو پیروزی ماست دیگه، ما هم حواسمون بهت هست هم هوا تو داریم دیگه. ایشالا موفق باشی. شب همگی بخیر. سپاس مرداد عزیز. به هر حال حضور بچه های چنین خردمند در کنار خودم، در پشت سر، در کنار و همراه خودم هم بسیار لذت بخشه و هم ترسناکه، چون میدونم قطعا با کوچکترین زاویه‌ای اولین افرادی که در حقیقت یقه خواهند کرد و میان و در حقیقت صحبت میکنن و خواهان اصلاح هستن، همین شما بزرگواران هستین و این کارو سخت میکنه. یعنی کلن بچه های ریستارتی بود این رو بدونن که همرزمانشون مهربانن، متحد جانش اینان خدا، اما اگر لازم باشه در دفاع همسون سنگ خاران، یعنی اصلا شوخی بردار نیست این موضوع و میگم واقعا خیلی دوست داشتنی هستش. آقا مخلصیم، خسته نباشی، سلامت بشه. واقعا باعث افتخاره. حالا امشب بگیر جمع اعتدال بالاخره جمع شد دیگه. این دوستی من هم که حالا اومد دو حرف حالا نداره دیگه، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. بیشتر حرفا رو بچه‌ها گفتم، من فقط خود گفتم یه تبریکی بگم. یه چند تا نکته بود لطفا مانی عزیز، حالا به گوش آقای حسینی حتما برسونید ایده محترم. ببینید یه پل ارتباطی، ما این پل ارتباطی حالا بالاخره دیگه برقرار شد، یعنی این اصلا دیگه لازم بود واقعا، این دیگه حضورش واقعا دیگه اسمی شد که باید الان تو این شرایط باید میومدید و این حرکت بالاخره حالا دیگه انجام میشدش و واقعا یه بمبی بود. حالا به قول دوستان ببینید، اگه میخواید من میتونم، خیلی دوستان هستن که از نظر مالی میتونم مثلا حالا به قول معرفه که بچه اومد گفتش این رسانه رو مثلا میتونن خود بچه های ریستارتی بزنن. حالا شما پیشنهادش به آقای حسینی بدین، چون بچه ها هستن خیلی، به خودم هم مثلا گفتن آقا اگه میخوای اصلا حرفی هم اصلا کلا اصلا نباشه، این طرف اصلا ریستارتی هم شاید نیست، اصلا یه وقتت وجودیه اصلا، حالا اومده گفته که آقا ما میتونیم بدیم این پول مثلا جمع بشه و یه توی یکی از همین ساتلایت ها یه شبکه، حالا نه اصلا 24 ساعته، یه حتی هفتگی که این پل ارتباطی ما دوستان، من حالا میدونم تمام بچه ها دوست دارن که این حرکاتی که ما انجام میدیم بیشتر مثلا دیده بشه و ما بیشتر مثلا دیده رو ببینیم، یا حتی شما که الان دیگه به عنوان مثلا سخنگو هستی بیشتر تو این بحثا با مخالفا بیاید و شرکت کنید و نظرات بچه ها رو تو هر زمینه مثلا بیان کنید، چون الان واقعا مثلا گروه های دیگه خیلی دارن مثلا قوی عمل میکنن. این یه نویته که به نظر من مانی عزیز خیلی مهمه و این حتما شما به گوش مثلا حالا میدونی مثلا آقای حسینی برسونید. حالا من حالا میدونم که ایشون خودش مثلا میدونه اینو. ببینید ما این قوانین اساسیمون رو الان تقریبا یه حدود یک ماه هست الان ما توی اسپیس داریم میریم اینا، دارم ببین قشنگ دارم ببین مثلا خیلی به صورت مثلا معمولکوار دارن داریم میدوزن، یعنی ما دیدیم میام مثلا یه تیکه از حرفای مثلا ما رو میام مثلا ور میدارن از قوانینی که آقای حسینی مولا مثلا گفتن و دارن تو استرسشون دارن ببین میگن. حالا شما خود تو آمریکا هستی و میدونی که حق مثلا دیگه حق نشر هر چیزی دیگه لازمه، این کپی رایت رو الان شما تو آمریکا هستی، من خواهش میکنم این قوانین رو بیا مثلا به صورت مکتوب ثبت بکنی، یه شماره های حالا به هر نحوی که میدیم خدا میگم شما تو آمریکا هستی این کار من فکر کنم مثلا انجام بشه راحت، یه حد ثبتی بزنیم به عنوان مثلا اپوزیسیون ریاست با قوانین امپراتوری مثلا پیشو در تو آینده ایران، حالا اینو با آقای حسینی مطرح کنیم. من به نظرم ببینید لازمه، چون واقعا دارم ببین میدوزن آره این مثلا حرفایی که ما میگم مثلا میزنیم و مثلا لیدر قبلا گفته و دارن الان تمام دونه دونه دارن ببین میگن این حقه مثلا دفاع مشروع و این حرفایی که مثلا الان این همین آقایون میگن مثلا میگن تو بحثاشون الان ما این حرفا رو دیگه ما قبلا مثلا یعنی مثلا گفته شده و الان اینو دارن به صورت خیلی معمول دارن انجام. مرسی مهدا جان. ببین عزیزم، عزیزم من حالا چون
و همین بود یا چی دیگه هم هستش؟ دیگه نه دیگه، متشکرم دیگه، خستم هستی ببخشید. آره ایزم، چون حالا بیا افتخار داریم یه بحثی داشته باشیم. ما چکرم بحث جمعش بکنیم یواش. ارزم حضورتون که در مورد عین فرمایششون رو من عرض میکنم خدمتتون، کسی به ریستارت نمیتونه کمک بکنه، یادتون نره. اصلا بحث چیز کاملا متفاوته. این یه چیزیه که ایشون بارها فرمودن اصلا، یعنی و خیلی واضح تو پیامی هم که دادن اصلا احتیاجی به رسانه ندارن. رسانه در حقیقت اون اولا که ما که رسانه واسه چی بزنیم که حرف اونو به خودمون برسونیم؟ خب ما که بچه ریاستی که خب میدونن چی گلان مردمی هم که باید بدونن و بشنونن که خب شنیدن دیگه. و هدفمون از رسانه زدن چیه؟ این رو باید اول مشخص بکنیم چیه. آیا قضیه مد نظرمونه؟ چی کار میخوایم بکنیم؟ این خیلی نکته مهمیه که بدونیم. اگر که ما بخوایم رسانه بزنیم که حرف خودمون رو دوباره خودمون بشنیم، خب چه کاریه که خب مثلا تو با کمترین هزینه ممکن تو کانال تلگرام و نمیدونم توییتر یا حرفا رو میزنیم دیگه. هزینه چند ده هزار دلاری رله و ریلیس ماهواره و این حرفا دیگه نداریم. اما یه زمانی هستش که شما اپوزیسیون دیگری هستی، رسانه داری، ادعا میکنی که مردمی هستی، حرف همه رو میذاری. اوکی آقای اپوزیسیون، جناب آقای میدیا، جناب آقای رسانه، سرکار خانم فلانی، ادعا داری، اوکی بیا. میلیون تا آدم پشت یک لیدری هستن در یک المان و یک کاتگوری بسیار بسیار منسجم و محترم و مؤدب دارن حرکت میکنن و خیلی هم منظم اینها. اوکی یه سخنگو هم داره. اگر که ادعا داری این مرد میدانی، بیا بسم الله. اگر فکر میکنین که حرفی برای گفتن دارین، میتونین بیاین و حرفتون رو بزنین. این خیلی نکته مهمی از حوزه رسانه ها. و اگر که لازم باشه یه زمانی مجموعه اپوزیسیون ریستارت یا بچه‌ها طرفداران مثلا خود ریستارت مثلا، آقا ما دلمون می‌خواد که مثلا این هم اون، یه بحث کاملا فردی و شخصیه که فکر نمی‌کنم مثلا به حوزه لیدر محترم ریستارت ارتباط داشته باشه. اگر لازم باشه چنین کاری انجام بشه، مطمئن باشین ایشون قطعا خودشون میان این قضیه رو عنوان بکنه. اما در مورد ثبت شدن نمیدونم قوانین حرفو ببین، برمیگردم دقیقاً سر همون حرفی که من اول عرضم گفتم. لیدر ریاست حداقل 4 سال از تمام اپوزیسیون دیگه جلوتره. زمانی ایشون در مورد خیلی از مسائل صحبت میکرد، چالش ها و چالش هایی که ایشون مطرح میکرد که همه این افراد ما رو خشونت طلب معرفی کردن، در صورتی که امروز کپی همون اتفاقات رو دارن میزنن و طبق پیام فرمایش اخیرشون حتی نتونستن اینو به 20 تا دونه شهر بکشونن با میلیاردها دلار هزینه، با اون که از قبل یک بار این پلن اجرا شده، از ما کپی کردن، همه چیشو دیدن، قشنگ بازی رو میدونن، باز نتونستن اجراش بکنن. دیگه فکر جو بکنین دیگه. پلن بعدی که ایشون قطعا داره، ایشون همونجوری که فرمودن احتیاج به رسانه نداره. این نکته رو یادتون نره. و ببینین قوانین اساسی اپوزیسیون ریستارت، قوانین اساسی در حقیقت چند ده هزار سال است یا 5425 سال که از توی برنامه ریستارت عنوان میشه، قوانین بسیار کهنی هستش که از عرفای بزرگ و فلاسفه بزرگ تاریخ جهان، مولانا، عطار، ارزم به حضورتون، شکسپیر، ویکتور هوگو، کانفوسیوس، بودا و همه اینها که در تاریخ حضور داشتن، همه اینها یک سری حرفای مشترکی زدن که جناب سید مهدی حسینی اونها رو قطعا اینجوری که خودشون فرمودن، امیدوارم در اون برنامه‌ها در یک فضایی که خودشون صلاح میدونن در حقیقت عنوان بکنن که اگر این اتفاق بیفته، این اتفاق فرخنده بیفته، جامعه ما حداقل 100 سال رو به جلو حرکت خواهد کرد. این رو به زرس قاطع عرض می‌کنم. امیدوارم که چنین روزی رو شاهد باشیم. جواب این مهداد بفهمید. سلام مجدد آقای مجد. شما همین الان خودتون فرمودید که در توییتر کسایی شاید در آینده مد نظر آقای حسینی باشن و سمتایی رو براشون در نظر گرفته بشه و معرفی بشن. این یه خورده تناقض داره به حرفایی که شما زدید. برای اینکه ما در طول این همه مدتی که گذاشتیم و برنامه های ریستارت و شب بخیر ایران و شسخور بلاس و طلوع امپراتوری کوروش و شاید من چندین بار گوش کردم، خیلی چیزها رو خاطرم میاد و گاهی اوقات دوستانم در تویوتر اینا میبینیم باز یادآوری میکنم و بهشون میگم. ولی
یاد گرفتیم. چی رو یاد گرفتیم؟ رئیس جمهور آمریکا میخواست یه تحریم بذاره، یه چیزی بذاره. من که تا حالا امضایشون رو ندیده بودم. شما دیده بودید؟ شما هم ندیده بودید. ولی ایشون قشنگ با تصویر و با بالا گرفتن اون لایحه و امضای خودشون نشون میدادن که اینو به حساب اینو امضا کردن، تایید کردن و گذاشتن. درسته؟ با ما میدیدیم. از اون طریق ما با امضای آقای ترامپ هم آشنا شدیم. پس این غیر ممکن نیست. ممکن هست. ولی چیزی در این میان نهفته هست من نمیتونم زیاد دخالت بکنم. چون یاد گرفتم از آقای حسینی چیزی که هست دخالت نکنم. من هیچ موقع شایستگی هیچ چی رو ندارم و نمیخوامم باشم. من فقط تو همین زندگی که هستم، همین قدری که هست، تموم بشه این زندگی، گند این دنیا تموم بشه به اون چیزی که آقای حسینی فرمودن راضیم و معتقدم به اون چیزی که گفتن و برای من ثابت شده هست و برای من ثابت شده هست. اون آقای علی هم که فرمودن چیزی که اتفاق بیاد بخواد بیفته، نظر اون کسی که باید اتفاق بیفته قبلا تاریخ نوشته اتفاق میفته. حالا چه خوب چه بد ما نمیدونیم. اگه قرار باشه آقای حسینی دستگیر بشه یا چیز بشه، اون اتفاق باید بیفته و میفته و برای امپراتوری کوروش این اتفاق میفته. بنابراین ما نمیتونیم نه جلوشو بگیریم با این کارا و نه به حساب جلوشو نگیریم. بنابراین اون اتفاقی که باید بیفته میفته. ما فقط منتظر باید باشیم ببینیم اون چیزی که نوشته شده چی هست، اونو باهاش ببینیم و خودمونو هماهنگ بکنیم. در مورد اون چیزی که شما فرمودید که نمیشه، شما مگه میشناسید؟ منم خودم همین من نظریه رو ارائه دادم تو تویتر، گفتم که اگرم آقا شما برای من یه دونه تاییدیه بیارید، من که نمیتونم بفهمم این نظریه آقای حسینیه یا این تاییدیه آقای حسینیه. امضای آقای حسینی دیدم، آقای حسینی قبلا اصلا اصلا دیدمشون. من نه فقط برنامه‌هاشون دیدم، چند تا آشنایی هم تو باشون ندارم، فقط به عنوان لیدر میشناسمشون. ندیدمشون هاج فقط در روبرو ندیدمشون اصلا. بنابراین اون چیزی که شما فهمید کاملا درسته، ولی اما امکانش وجود داره. همونجوری که ترامپ ما دیدیم که در تحریم ها و بقیه لایه هایی که میشه قشنگ لایه رو بلند میگیره داشت همه عکس میگیرن و حتی اون ریزش هم عکسش اینقدر مشخص بود که گاهی اوقات من میتونستم بخونم. بنابراین امکان پذیره، ولی چه مسئله وجود داره این برای من مهمه که چرا شما به یه سمت برگزیده شدید، انتخاب شدید، ولی هیچ نشونی به نام تاییدیه وجود نداره. آقا من امضاشون رو ندیدم، کاملا درسته. آقا من تصویرش هم نمیخوام، لایبش هم نمیخوام، ولی امکان یه دونه چیز گذاشتن در تلگرام وجود داره که مثل ترامپ آقا یه لایه تصویر شده. فعلا اینجوریه با ابتدایی ترین امکانات. آقای فلان مسمت قبول دارم این امضای منه، آهم میبینیمشون که امضای خودشون هم آشنا میشیم با امضایشون. این خیلی ساده است. پس بنابراین غیر ممکن نیست، ساده هست و امکان پذیره. در آینده شما میگه که انتخاب میکنه از تویوتر، این یه سمتی رو میخواد بگیره. آقا میخواد وزیر بشه، نمیشناسیم بشه. ما باید بشناسیمش که آقای واقعا آقای حسینی انتخاب کرده. همینجا قبولش بکنیم، ما هر کسی میاد قبول بکنیم. آقا من کفشم کشیدم بالا شدم وزیر، کفش کشیدم بالا. آقا یه سمت انتخاب شدم، آقا باید یه درد شده باشه، یه چیزی باید از طرف آقای حسینی باشه. من اینه میخوام. خیلی ممنون، متشکرم، خستم نباشی. خیلی مشکله من اینه ببینم. قبلا تبریکم به شما میگم برای اینکه بازم که چیزی که شما فرمودید قبوله، تبریکم به شما میگم، ولی هنوزم منتظرم. یعنی این انتظار من همیشه دارم که هر کسی جای خودش برگزیده میشه یه سندی از اون کسی که آگاه ترینو سند داده تا الان همه چیز ثابت شده به من و دیگران و میلیون ها دیگه دیده بشه و ثابت بشه. برای اینکه من وقتی که یه حرفی رو میزنم الان به کسی دیگه از همه ترد شدم. میگم برای من مهم نیست، چون دنبال روی استارتم و بودم و هستم. وقتی یه حرفی میزنم بگو سندش کو، بلافاصله میگم آقا این قسمت گفته آقای حسینی در این قسمت در این برنامه هست و میذارم. سپاس آقا مهرداد گل، ممنون از نظرات خوب و شیواتون عزیز دلید. حتی خب من دیگه چون چیز بیشتری ندارم بگم، عرایزم دور تکراری خواهد بود دیگه، همون فرمایشات شما که قبلا هم پاسخ دادم همون هم هستش، یعنی چیزی رو بیشتر نمیتونم عد بکنم بهش. اکانت آقا چینو بفهم در خدمت شما. سلام آقای مانی جان.
سلام، عرض ادب دارم. سلام باشی، سلامت باشی. آقای مانیجر، ما فقط اومدیم بالا به شما تبریک بگیم و موفق و پایدار باشید. ما خیلی خوشحال شدیم این خبر رو شنیدیم و از نظر من اگر آقای حسینی بگه من برم تو جهنم، میرم تو جهنم. اگه بگه برو این ور، میرم این ور. من هیچی رو فقط حرف آقای حسینی رو قبول دارم. همین که توی کانال خودش گذاشت برای من سنده. این نظر من بود. و موفق و پایدار باشید. بیشتر از این صحبت نمی کنم. بچه ها بیان بالا. ممنون. امید عزیز در خدمت. سلام مجدد خدمت جناب. من یه دو تا سوال بودش که حالا این آقا مهداد قبلی اومدن الان این مقدارشو چیز کردن. من فکر میکنم پیرو اون صحبتی که کردم از بابت رسانه باشتن میگه مقدار این که اگه ما مثلا حالا لیدر حالا میدونم تعداد ما انقدر زیادی که فرصت نمیشه که مثلا ما تک به تک بخوایم همه دغدغه‌هامون، خب طبیعتا همه ریاستی هم خیلی سوالا داشته باشن و بخوان مطرح کنن. مثلا من که حالا مجدد دوباره انقدر دستم بردم بالا که حالا شما زحمت کشیدین تو این تایم زیخ زحمت رو کشیدین آوردین بالا، منتها اگه ما بتونیم که راه ارتباطی مثلا حالا تشکیل بدیم، میگم حالا تلویزیون نه منظورم تلویزیون نیست، حالا یه راهی که بتونیم در واقع بیشتر در واقع اطلاعات رو دریافت بکنیم و حالا خب طبیعتا همین سطح دغدغه‌های بچه‌ها میام کمتر بکنه و آرامش بیشتری در واقع بچه‌ها بده. چون فکر می‌کنم اوضاع جامعه ما الان ایران انقدر ملتهب هستش که حالا هر کدوم هر لحظه منتظریم یه اتفاقی بیفته، یه دستوری یا یه چیزی، ولی این انتظار خیلی بیشتر آدمو اذیتش می‌کنه تا اینکه در واقع بتون آرامش بده به همون متاسفانه. اگه یه راهی باشه که مثلا ما بتونیم در دست از تر مثلا با حالا لیدر حالا شما چون که مشاله مدر سرشون شده و اصلا من فکر نمی کنم به فرصت همچین اقدامی باشه، مثلا حالا شما که سخنگو شدین و اینا اگه بتونیم مثلا راحت تر با خودتون در دسترس باشیم یا مثلا ارتباط داشته باشیم، سوال هم مثلا به شما مطرح بکنیم، شما عزیزشون بپرسید، این فکر کنم یه مقداری قضیه رو بهتر بهبود ببخشه. این یه نکته دوم این که یعنی این چیزی که واقعا دغدغه ذهنی خود شخص من هستش، ما که الان تو ایران داریم زندگی میکنیم و اینایی که دارن واقعا حال جنایت رو دیگه به حد کمال رسوندن کار نداریم، من دغدغه‌ام بیشتر محیط زیسته. یعنی هر روز فکر میکنم اینا خودشون برگشتن گفتن ما یه زمین سوخته رو تحویل تو میدیم، این دیگه از سوخته داره دیگه جزغاله داره میشه. یعنی امیدی هست که واقعا ما یه روزی یه ایران آبادی ببینیم. جناب حسینی گفتن که حالا اون خوشگله خورش ایرانیه، ولی این ایران دیگه واقعا داره نابود میشه. البته ایشون خودشون گفته بودن که بعد کویده بشه از اول دوباره ساخته بشه، ولی این دیگه خیلی دیگه داره به قهقرا میره. متاسفانه محیط زیست ما، آب ما، آب با هر چی کار کنی با پول دیگه فکر نمیکنم بشه آبو خرید و کاری کرده. یعنی آبادانی که داره از ایران رخت برمیبنده واقعا آیا روزی برمیگرده؟ نمیدونم، امیدوارم. یکی از سوالی بود که من همیشه دلم می‌خواست خود آقای حسینی بپرسم، امید داشته باشیم که همه چی درست میشه، اوکی میشه دوباره اونجوری که ما بچه بودیم می‌دیدیم. ممنونم، ببخشید که خیلی وقت گرفتم. خواهش می‌کنم امید عزیز، من شما رو میوت بکنم که برگردیم بشید. راه ارتباطی رو که عرض کردم خدمتتون speaker@least.opposition.org دقیقاً دامنه و راه ارتباطی ما با دقیقاً دیگران با این مجموعه است خیلی واضحه. در مورد فرمایشات شما هم که حالا بیشترش بخشش درد و دل بود، بخشش این که جناب خدمتتون برنامه‌شون فرمودن مستقیما این رو که آن چیزی که باید اتفاق بیفته میفته. حالا اگر که لازم باشه که یه سری پیش نیازها براش بشه که اون اتفاق بیفته، باز هم میفته. در نهایت حالا خیلی بیواده تر از این نمیتونم صحبت بکنم. اکانت m_s. سلام، وقتتون بخیر. مینو هستم. سلام. چون خیلی دیر وقته دیگه مزاحم نمیشم، صرفا خواستم تبریک بگم و بگم من به سهم خودم خیلی خوشحال شدم از این اتفاق و دیدم جای خانوما خالیه تو این گپ گفتگو، گفتم یه سلام خدمتتون بگم. الهی بانوی عزیز، دستبوس همه بانوان عزیز هستم. سلامت باشین، بفرمایید. خواهش میکنم، مینو هستم در خدمتتون. خوشبختم بانو مینوی عزیز، پاینده و پیروز باشین در پناه حق. وقتتون بخیر. خداحافظ شما. سلام. 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 سلام.
عذرخواهی میکنم دوباره اومدم موقعی که صحبت کردم صحبتم دو تا بخش شد، بخش اول پرسیدم جواب دادی، بخش دوم یه وقت ازدحام نشد، بعد این بخش دوم هم بچه ها سوال پرسیدن جواب دادم. من اومدم بالا فقط این نکته ای رو بگم، این چند روزی که شما به عنوان سخنگو انتخاب شدی یعنی سرسام گرفتیم دیگه، ما تو توییتر و اینستا که انقدر بحث شد، من قبول دارم من قبول ندارم، ما بزرگترین اپوزیسیون هستیم، اینو اصلا بی برو برگرد هممون قبول داریم. سازمان امنیتی جهان هم همیشه الان در صدد تخریب ریستارت هستن تو پوشش‌های مختلف. گفتی اسم نیاریم، حالا من اسم نمیارم، منتها یه گروهی هستن که کاملا شناخته شده است، من دست همه اونا رو میبوسم، اولینم بگم که اینا عمده خواستشون اینه که کلا میخوان یه دو دستگی ایجاد بکنن. حالا یه دو دستگی هن، یعنی الان که شما این همه صحبت کردی، 3 ساعت 4 ساعت انرژی گذاشتی، وقت گذاشتی، داری صحبت میکنی، این بس در روزهای آینده هم ادامه داره که یکی میگه من قبول دارم، یکی میگه من قبول ندارم. این دو دستگی برای چی ایجاد میشه؟ خودت هم یه اشاره ریس کردی که آقای صد محمد حسینی داشتن صحبت میکردن، گفتن بچه‌هایی که پشت‌سر نمیدونم صدای زنجیر میاد شکنجه کردن، یکی گفت مچ دستش فیکه، یکی گفت نمیدونم چی، همه اینا کلا دنبال یه لایون. لایو از نظر امنیتی که چقدر درست اشاره کردی واقعا مشکل داره، آقا صد محمد حسینی نمیتونه لایو بگیره الان در حال حاضر. از دوستای ریستارت فقط یه خواهش کوچیک دارم، اینم که تو پازل اینا بازی نکنن خواهشم، یعنی یه موجی وقتی اونا راه میندازن بهترین کار اینه که سکوت در برابر اون موجه که تو نطفه خفه بشه، یعنی شما اگه بخواید پرابال بدیم به اون موج، این بزرگتر میشه بزرگتر میشه، کلا کل انرژی بچه‌ها داره گرفته میشه سمت اینکه این بگی آقا لایو بگیر، اون بگی فیلم بگیر. نه، همین روندی که الان داره ادامه میده به عالیه به نظر من، اینکه پستو زده، شب خیران زده، ریستارت زده، به نظر من تمومه. شما انتخاب شدی، تبریکم میگم، چقدر این انتخاب شایسته بوده، وقت بقیه بچه هارم نمیگیرم، فقط ازشون خواهش میکنم تو بازلشون بازی نکنن. ممنونم ازتون. مرسی ازم، مرسی، سپاس از رامین عزیز. سیاوش شما خودت هم تا الان چیز بودین، تا الان مودریتور کانال تلگرام بودین، آیا چیزی هست بخواییم بگین؟ نه، من فقط یه نکته بگم ما جان، چون شما دو سه بار هم تو لایو اون قسمت اینستاگرام فرمودید، هم اینجا که بچه های ریستارت خیلی باهوش هستن و این واقعا هست، ولی بعد حالا فرمودین که در دیداری که با جناب حسینی هم داشتین این رو ایشون گفتن، این باعث نشه بچه ها واقعا احساس منیت و غرور بکنن. این خیلی نکته مهمیه که آره، این اگر میخوایم باهوش بمانیم و باهوشتر بشیم، هی بیشتر بعد این منیت کشته بشه. فقط همین نکته رو خواستم بگم. دقیقا، مرسی سیاوش عزیز. من دوام خواستم عرایزم با همین نکات پایان ببرم. خواستم بگم بچه های عزیز، همرزمان گرامی، دوستان من، کسانی که در تمام این سالها دوشا دوش هم حرکت کردیم، خیلی کارا کردیم، شب و روزها رو با هم گذروندیم، عشق ریختیم، خوشحال شدیم، ناراحت شدیم، خندیدیم، قصه خوردیم، نگران شدیم، همه این وقایع رو همه با هم دیگه داشتیم کنار هم دیگه و دیگه لازم به ذکر خیلی از اتفاقات نیستش. تا اینجا اومدیم و هر باری که فکر کردیم یه چیزی رو میدونیم و بهتر میفهمیم، به همون اثبات شد که نه، نمیفهمیدیم. هر بار به همون اثبات شدش که ما حداقل چندین سال از فقط از لیدر خودمون عقب تریم، حالا کاری ندارم که باقی اپوزیسیون های دیگه کجا هستن که دیگه اونو ول معطلن، از دیگه چیز میگم از نگاه تفکری از اونها بگه، نه که توی قضیه نمیتونم وارد، اما این ارادی که دارم میگم رو به عنوان دوست دارم خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما همه اون چیزی رو که داریم تا اینجا عرایزم رو واقعا به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ریستارت عرض کردم، اینجا رو به عنوان مانی مجد دارم میگم، چون آخرین اسپیس خودم هم هستش، به عنوان دوستتون مانی مجد، کوچیک همتون، برادر کوچیکتون، دستبوس همتون دارم میگم. ما تا اینجا اگر اومدین فقط و فقط در حقیقت نظرگاهمون یک جا بود، یک نفر بود و به عشق خودش حرکت کردیم و راه اومدیم و هر آن چیزی رو که میفهمیم مدیون این مرد بزرگیم. اگر نگاهی داریم که باعث میشه که خود ایشون به بچه های ریستارت در حقیقت حساب باهوش بودن رو بگذارن،
این نباید غرور بشه، نباید پرده کفران بشه برای ما، جلو چشممون رو بپوشونه و باعث بشه که دیگه فکر نکنیم. آنچنان که ایشون بارها فرمودن، دقیقه فهمیدن از خود فهمیدن مهمتره. یعنی هر زمانی که ما یک جای ایستادیم و فکر کنیم اوکی ما دیگه فهمیدیم، اوکی ما دیگه باهوشیم، اوکی ما فلان، همونجاست که متاسفانه خطر شخصیت خودمون رو تهدید میکنه. تا اینجای کار اومدیم به هدایت این مرد، این لیدر بزرگوار، از اینجای بعدش هم هستیم. هر دستوری برسه آنچنان که گوش کردیم از این بعد هم گوش خواهیم کرد و قطعا همواره در همه مجموعه ها اختلافات در خانوادگی وجود داره، اختلاف نظر وجود داره و این به کسی خارج از مجموعه ارتباطی نداره. یعنی کسی از اون بیرون از مجموعه ریاست نمیتونیم بهت بگه اه اه فلان شما چرا اینجوری چرا اینجوری. شما اگر ریاستی باشی تو علما میگنجه مشخصه چی، اگر نیستی که خب نیستی. من نفهم مثلا چرا وارد این بازی میشی. اختلافی در اون خانوادگی به خانواده ارتباط داره، یک و دو مثلا اختلافی وجود نداره. اینجا بحث اینه که بچه ها یه چیزی رو بفهمن، غربال فکری بشن در وهله اول و خودشون متوجه باشن که نگاه میشن، دیده میشن. اگر که واقعا یه زمانی در کنار لیدر بزرگوار باشن متوجه خیلی چیزا خواهند شد که ایشون با چه دقت نظری روی پیام ها و روی در حقیقت و کار بچه ها میبینه و دلسوزانه فالو میکنه این رو. اصلا میگم متاسفانه نمیتونم خیلی چیزا رو بگم، ولی واقعا واقعا میتونم بگم که برای من مانی مش افتخاری بس عظیمه که واقعا در تمام این چند سال گذشته در رکاب ایشون حرکت کردم و به عنوان در حقیقت کسی بودم که در مجموعهشون فالوور جریان ریستارت بودم، حرکت کردم و امروز روز که چنین سمتی به بنده حقیر واگذار شده، تمام تلاشم رو میکنم که بهترین خودم رو ارائه کنم. امیدوارم که مورد پسند قرار بگیره، امیدوارم که آن چه باشه که ایشون مد نظرشه. از همتون خداحافظی میکنم. مطمئنم بچه های دیگری هستن که حتما لایو گذارانی خواهیم داشت، بچه هایی هستن در حوزه‌های مختلف، نمیدونم حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حوزه زنان، تو توییتر، تو اینستاگرام بچه ها هستن و قطعا راهیه که ادامه خواهد داشت. اینجوری نیستش که تموم شده و حالا بچه هایی که هستن و قبلا هم بودن قطعا ادامه خواهند داشت و امیدوارم که با لذت منتظر کارهاشون هستم، میشنوم و سعی میکنم که یاد بگیرم و ببینم. به پناه واقعا در پناه همون حضرت خوشگله باشین، در پناه حق باشین. دورا دور دست تک تکتون رو میفشارم. امیدوارم که روزی همدیگر رو در سرزمین عزیزمون پرشیا ملاقات کنیم و جشن پیروزی رو اونجا با همدیگه در کنار همدیگه داشته باشیم. شب و روز خوش. یا هم